نام کتاب سرشت جنسی انسان فراز و نشیب روابط جنسی از ما قبل تاریخ تا امروز عنوان اصلی Sex at Down The Prehistoric Origins of Modern Sexuality نویسنده کریستوفر رایان ساسیلدا جفا ترجمه محبود مهدیان ناشر نشر اینترنتی سال انتشار 1393 تعداد صفحات 472 راوی آرش ادیت فنی قرداقی تاریخ تولید 1401 پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف موضوع روابط جنسی تاریخ سکس آداب و رسوم جنسی ازدواج Premises, کتابی بحث برانگیز که روی کرد آن به موضوعات مختلف تمام تصورات شما در زمینی سکس، ازدواج، خانواده و جامعه را به چالش می گیرد. کریستوفر رایان لیسانس خود را در سال 1984 در رشته ادبیات انگلیسی و آمریکایی دریافت کرد و 20 سال بعد موفق به دریافت دکترای روانشناسی از دانشگاه سیبروک در سان فرانسیسکو شد. ریان رسالی دکترایش را به تحلیل ریشه های مقبل تاریخی تمایلات جنسی انسان اختصاص داد و راهنمایش در این زمینه روانشناس نامدار جهان استنلی کریپنر بوده است. ریان ضمن سخنرانی در دانشکده پزشکی دانشگاه بارسلونا و ارائه مشاوره های آموزشی به بیمارستان های مختلف، مقالات متعددی را با همکاری استنلی کریپنر و ساسیل دا جفا در جورنال های معتبر منتشر کرده است. ساسیل دا جفا در موزامبیک متولد شد و در همان کودکی به همراه خانوادهش به هند مهاجرت کرد. پس از درگرفتن جنگ داخلی به پرتغال گریخت و در آنجا پیش از بازگشتنش به موزامبیک در اواخر دهه 1980 به آموختن رشته پزشکی پرداخت. ساسیلدا که مصمم بود به بیماران کشورش خدمت کند هفت سال را در مقام پزشک صرف خدمت به ۵ هزار نفر از روستاییان در منطقه پهناوری از شمال موزامبیک کرد همچنین پژوهشی را با پشتوانی سازمان بهداشت جهانی بر روی رفتار جنسی روستاییان موزامبیک انجام داد تا به پیشبرد مؤثرتر طرحهای پیشگیری از ایدز در این کشور یاری رساند او و کریستوفر همینک با یکدیگر در بارسلونای اسپانیا ساکن هستند برای آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر راجع به کتاب و نویسندگان آن می توانید از وبگاه رسمی کتاب به آدرس www.sexatdawn.com استفاده کنید. مقدمه یک تفتیش دیگر با نیت خیر هر آنچه که تاکنون درباره زاده شدن انسان ها از میمون شنیده اید فراموش کنید. ما از نسل میمون ها نیستیم. بلکه خودمان یکی از آنها هستیم. به بیان دقیق انسان امروزی هوموساپینس همراه با شامپانزه ها، ها، گوریل ها و اورانگوتان ها خانواده میمون های بزرگ را تشکیل می که تا کنون یافتند. گیبون ها میمون کوچکتر محسوب می ما با دو از از این خانواده ها و شامپانزه ها دارای جد مشترک هستیم و تقریبا 5 میلیون سال قبل از یکدیگر جدا شده ایم. در بین دوره های تکاملی این جدایی را اصطلاحا روز قبل از دیروز می نامند. The day before yesterday کنار گذاشتن انسان ها از دسته میمون ها دیدگاهی است که این روزها از نگاه اکثر نخواستی شناسان کاملاً ساختگی و غیر واقعی است. اگر ما موجودی بر فراز طبیعت هستیم و خود را متفاوت از سایر موجودات می دانیم، این صرفا همانند حسی است که پای لرزان و سست موج سوار بر فراز موجهای اقیانوس دارد حتی اگر هرگز لیز نخوریم سرشت درونیمان هر لحظه میتواند ما را به زیر بکشد بسیاری از ما انسانها به این اطمینان خاطر رسیده ایم که در میان موجودات زنده گونه ای خاص و منحصر به فرد هستیم اشرف مخلوقاتیم و خلاصه از پستی ها و حقارت های نسبت داده شده به دنیای حیوانات مبراییم برخی از ما آنچنان خودمان را تحویل میگیریم که گویی فرشته طبیعتیم و ذات ما چیزی جز پاکی و معصومیت اصالت اقلانیت و خردمندی نیست اما واقعیت چیز دیگری است ما مثل بونوباها و شامپانزه ها نوادگان سرکش اجدادی هستیم که آتش جنسی سیری نپذیری داشتند چون این دیدگاهی ممکن است در نگاه نخست قدری اقراقامیز به نظر آید اما واقعیتی است که باید از مدت قبل تبدیل به یک بینش عمومی میشد. تصورات مرسوم درباره تک همسری بار سنگین روایت غلطی را بر ما تحمیل می کند که اصرار میورزد انسان ها متفاوت از موجودات دیگر هستند. برای زدودن این تصورات نادرست باید ببینیم اساسا سرشت تمایلات جنسی انسان چیست و چطور شد که به نقطه کنونی رسیدیم. در ادامه شهر خواهیم داد که چطور دگردیسی های فرهنگی که در حدود ده هزار سال قبل انجام شد آنچنان تصویر تهدیدآمیزی از تمایلات جنسی ارائه کرد که موجب شد طی قرنها مراجع مذهبی این تمایلات را تحریم کرده و پزشکان و دانشمندان آن را به عنوان نوعی انحراف و بیماری طبقه بندی کنند. در عصر حاضر میل جنسی قانون تناقض‌های شدیدی است و بی‌اعتنایی روزفسون ما به این موضوع ویرانگر بوده است. تلاش برای پنهان کردن سرشت واقعی میل جنسی انسان، گرداب غیرقابل مهاری از محرومیت جنسی، سرکوب شور جنسی، لیبیدو، خیانت جنسی، اختلال جنسی، سردرگمی و شرمساری را به وجود آورده که نهایتاً موجب فروپاشی نیمی از ازدواج‌ها شده است. باید دید چه تعداد از زن و شوهرهایی که رابطهشان را مدیریت می کنند تا بتوانند مدتی طولانی را با یکدیگر بمانند موفق شدهاند با قربانی کردن آتش جنسیشان در قربانگاه لذتهایی همچون ثبات خانواده و صمیمیت عاطفی و نه جنسی به این مهم دست یابند آیا کسانی که از سر بی‌تقصیری مشتاق چنین لذتهایی هستند با اعمال فشار بر شور جنسیشان موجب غضب طبیعت قرار ندارند در زبان اسپانیایی و انگلیسی برخی از مردان جوکهای تلخی درباره بیزه و قول و شدن آن ساختند. دلیلش این است که ازدواج غالبا آغازی بر پایان زندگی جنسی مردان قلمداد شده و با تلخی از آن یاد می شود. البته وضعیت زنان هم بهتر از این نیست. کدام زنی حاضر است زندگیش را با مردی سهیم شود که به دلیل محدود شدن آزادی های فردیش روز به روز علاقهش نسبت به زنش کاهش می آبد. جدا یک جای کار اشتباه است. انجمن پزشکی آمریکا گزارش داده است که در حدود 42 درصد از زنان آمریکایی از اختلال جنسی رنج میبرند. در حالی که داروی وایاگرا سال به سال رکوردهای فروش را می شکند. در مقیاس جهانی گزارش شده است که پرنونگاری به طور میانگین سالانه 57 تا 100 میلیارد دلار درآمد کسب می کند. در آمریکا درآمد پرنونگاری بیش از مجموع درآمد سه شبکه CBS، NBC و ABC و بیش از درآمد تمام تیم‌های حرفه‌ای فوتبال، بیسبال و بسکتبال است. بر پایه یافته‌های اخبار ایالات متحد و گزارش جهانی US News and World Report، پولی که آمریکایی‌ها در کلوب‌های برهنگی استریپ کلابز خرج می‌کنند، بیش از آن پولی است که صرف دیدن تئاترها، اپراها، اجراهای رقص باله، موسیقی جاز و کلاسیک می کنند. بنابراین نمی انکار کرد که ما یک گونی زیستی هستیم که اتش سیری ناپذیری به فعالیت جنسی دارد. در این گیرودار ازدواج در قالب‌های سنتی هم وجود دارد که میل جنسی ما را از هر طرف تحت فشار قرار می دهد. هرچند خود این نظام سنتی نیز از درون در حال فروپاشی است. حتی اگر مدافعان سرسخت تمایلات جنسی نرمال در مقابل فشارهای جنسی سر تسلیم فرود آورده اند برای مثال برخی از سیاستمداران دو حزب آمریکا کلینتون ویتر، کینگریج، سانفورد و برخی دیگر از پیشوایان مذهبی این کشور هاگارد، بیکر و غیره که در کنفرانس ها و سخنرانی هایشان حمایت خود را از ارزش های خانواده در بوق و کرنا می کردند پس از چندی فاش شد که با مشوقه ها تنفروشان و همکارانشان روابط خصوصی و پنهانی داشتند. با انکار و لاپوشانی کاری از پیش نمی رود. تنها ظرف چند دهه گذشته صدها کشیش کاتولیک به هزاران مورد از جرایم جنسی علیه کودکان اعتراف کردند. در سال 2008 کلیسای کاتولیک 436 میلیون دلار به عنوان قرامت برای سوء استفاده جنسی کشیشها ها پرداخت است. سن بیش از یک پنجم قربانیان زیر ده سال بوده است. با این وجود این فقط آن بخش از ماجراست که گزارش شده است. حتی به جرأت میتوان تصور کرد که چون این جرایمی در قرن هفدهم یعنی وقتی که زندگی جنسی کشیشان طی فتوای خودسرانه پاپ ممنوع اعلام شد چه رنجی برای قربانیان سوء های جنسی در پی داشته است چه دین اخلاقی عظیمی نسبت به این قربانیان فراموش شده که نماد انکار سرشت جنسی انسان هستند بر گردن کلیسای کاتولیک است در سال 1633 اداره تفتیش عقاید کلیسای کاتولیک روم با تهدید به شکنجه گالیل را مجبور کرد تا به طور علنی اظهارات خود را پس بگیرد و اعلام کند که زمین بی حرکت است و در مرکز کائنات قرار دارد. پس از گذشت سه و نیم قرن در سال 1992 پاپ جان دوم از آن کرد که گالیله کاملا راست می گفته. اما افسود اداره تفتیش عقاید نیتش خیر بود. پس هیچ تفتیشی بدتر از آن تفتیشی نیست که نیتش خیر است. مثل آن تصورات بچگانه ای که تمام کائنات را در حال گردش به دور این زمین مقدس می داند، روایت مرسوم درباره ماقبل تاریخ نیز هی نسبتاً کودکانه و پرتناقض را ارائه می دهد. درست به همان شکل که تمام پاپ های کلیسا سعی می کردند تا هر نوع کیهانشناسی را که انسان را از مرکز متعالی هستی دور می کرد مردود بشمارند درست به همان شکل که داروین به دلیل آنکه انسانها را محصول قوانین طبیعی دانست مورد تمسخر قرار گرفت و هنوز هم در برخی جوامع مورد تسخیر است امروزه نیز مخالفت احساسی بسیاری از دانشمندان با هر گونه توضیحی درباره تکامل جنسی انسان که خانواده هستهی تک همسر را در محوریت خود قرار ندهد چشم آنان را به روی واقعیت ها بسته است. اگرچه همکتون این باور وجود دارد که انسانها در گذشته در دوره های از آزادی جنسی زیستند. با این حال بسیاری از متخصصان معتقدند که تمایلات جنسی انسان معاصر به وضوح تمایلاتی دردسرساز است که نباید با صدای بلند از آن سخن گفت. تضاد بین آنچه که به زبان می آوریم و آنچه که واقعا احساس می کنیم می تواند بزرگترین علت سردرگمی، نارضایتی و رنج بیماری باشد که انسان معاصر با آن دست به گریبان است. توضیحاتی که تاکنون از سوی برخی از دانشمندان ارائه شده، پاسخگوی سوالاتی نیست که در مورد زندگی جنسی ما وجود دارند. سوالاتی نظیر چرا تمایلات، تخیلات، واکنش‌ها و رفتارهای جنسی زنان و مردان به این اندازه متفاوت است؟ چرا میزان خیانت عاطفی جنسی و طلاق روز به روز در حال افزایش است؟ چرا خانواده های تک والده به شکلی فراگیر گسترش یافتند؟ چرا اشتیاق جنسی اینقدر سریع از روابط زناشویی رخت برمیبندد؟ علل و عوامل مرگ شور جنسی چیست؟ با گرایش به سمت دارو و تجارت، جامعه آمریکا تلاشی داشته است تا به واسطه صنعتی کردن ارسی زناشویی به این بحران در حال رشد پاسخ گوید. گسترش مراکز درمانی برای زوجها، تولید داروهای مثل وایاگرا برای حل مشکل نعوز، راست شدن آلت جنسی، استفاده فراگیر از مشاوره های جنسی، برگزاری آین های پاکی پدر دختر، پانویس. از جمله این آینها ها میتوان به مراسم رقص پاکی، پیوریتی بال اشاره کرد، که همه ساله با حضور پدرها و دخترانشان به طور رسمی در ایالتهای مختلف آمریکا برگزار می شود. مراسم رقص پاکی که تقریبا به طور کامل زیر نظر کلیساهای مسیحیان توندرو اوانجلیست در آمریکا برگزار می شود مروج باکرگی دختران نوجوان تا زمان ازدواج است دخترانی که در این مراسم حضور متحد می متعهد می که تا پیش از ازدواج در زمینه جنسی خیشتندار بوده و باکرگی خود را حفظ کنند پدران آنها نیز متعهد می شوند تا را که پاکی ذهن، جسم و روح دختران نوجوان مینامند مورد حفاظت قرار دهند. پایان پانویس مترجم هر ماه انبوهی از مجلات فروشگاه های پرزرق و برق همانند ترفندهای قدیمی را به کار می گیرند تا بارقه امید را به زندگی های جنسی رو موت بازگردانند. خب، چند تاش هم روشن کنید. تعدادی لباس زیرانجا بگذارید و یک مشت گل رز هم روی تخت خواب بریزید. این دقیقا همان فضای رمانتیک روزهای نخست است. این کارها رو کردید؟ همسرتان به شما چه گفت؟ آیا او مرد هنوز هم به زنان دیگر توجه می کند؟ آیا او زن هنوز هم از شما فاصله می گیرد؟ آیا معاشقه را پیش از آنکه شما دست به کار شوید تمام کرد؟ بسیار خوب اگر مسئله همچنان پا برجاست اجازه دهید متخصصان کشف کنند که چه مشکلی برای شما همسرتان بر رابطه تان پیش آمده است. شاید آلت همسرتان نیاز به بزرگ کردن دارد یا واژن شما نیازمند ترمیم است. شاید همسرتان مشکل تعهد دارد، یک ابرخود ناقص، fragmentary super یا شاید هم از عقده پیتر پان حراس دارد. پیتر پان کامپلکس. آیا تو دچار افسردگی هستی؟ تو میگویی که سالها عاشق شوهرت بوده ای اما حس میکنی که از نظر جنسی دیگر کشش و اشتیاقی وجود ندارد؟ چه روش هایی را تا به حال امتحان کرده ای؟ آیا یکی یا هر دوی شما دیگری را وسوسه کرده است؟ شاید بهتر باشد هر دوی شما سعی کنید این کار را بر روی کف آشپزخانه انجام دهید یا به مدت یک سال خودتان را ملزم کنید که هر شب آن را انجام دهید. شاید شوهرت در یک بحران میانسالی قرار دارد. این قرص را تهیه کن. مدل موهایت را هم عوض کن. احتمالا یک چیزی را اشتباه انجام می دهی که چون این وضعی پیش آمده است. آیا همواره احساس کسی را دارید که قربانی یک تفتیش با نیت خیر شده است؟ چون این نگاهی به سرشت میل جنسی انسان از هر چیزی سخن میگوید جز گزارش های مربوط به عبر شرکت های ارائه دهنده خدمات سرگرم کننده. این گزارش ها به خوبی ریاکاری و شکاف موجود بین اظهار نظرهای عمومی و میل و شهوت پشت پرده را برملا می کند. در سال 2000 نیویورک تایمز طی مقاله‌ای با عنوان تقابل وال استریت و پورنوگرافی گزارش داد که جنرال موتورز نسبت به لری فلنت مالک امپراتوری هاسلر فیلم های سکسی بیشتری فروخته است برپایی این گزارش بیش از 8 میلیون آمریکایی که مشترک استفاده از خدمات دایرکت تیوی شرکت تابع جنرال موتورز هستند در طی یک سال نزدیک به 200 میلیون دلار برای دیدن فیلم های سکسی از فرستنده های ستلایت پرداختند. به همین منوال راپرت مورداک مالک شبکه فاکس نیوز و روزنامه محافظه کار پیشرو ملت آمریکا وال استریت جورنال در قیاس با پلی بوی و از طریق یک شبکه ستلایت درآمد بیشتری از راه پورنوگرافی کسب کرده است AT&T که از دیگر شرکت های حامی ارزش های محافظ است برای بیش از یک میلیون اتاق و هتل در سراسر آمریکا فیلم های مهیا می کند. منظور از ارائه این آمارها چیست؟ اگر ما به قالب سنتی میل جنسی انسان بچسبیم و بپذیریم که تک همسری طبیعی است، ازدواج یک الگوی جهان شمول و همگیر است و هر ساختاری برای خانواده غیر از ساختار هستهی انحراف محسوب می شود. پانویس مترجم نوکلیار فامیلی خانواده هستهی شامل یک زوج بزرگسال و فرزندان کوچک آنها می شود. هرچند که گاهی ممکن است چند نفر دیگر مثل پدر بزرگ و مادر بزرگ نیز با آنها زندگی کنند. در مقابل خانواده هستهی خانواده گسترده قرار دارد که از چندین خانواده هستهی تشکیل می شود. گونه دیگر خانواده خانواده تک والد است. پایان پانویس مترجم در آن صورت نمی توانیم این ریاکاری جنسی موجود در جامعه آمریکا را توضیح دهیم. ما نیازمند درک تازه ای از خودمان هستیم البته نه بر مبنای خطابه های کلیسا یا تخیلات فریبنده هالیوودی بلکه بر مبنای یک ارزیابی جسورانه و بدور از شرم از داده های علمی فراوانی که بر سرشت حقیقی میل جنسی انسان پرتو افکندند. ما در حال جنگ با اروتیزیزم احساسات جنسی خودمان هستیم. مذهب، سیاست و حتی علم علیه این سرشت زیستی و علیه تمایلاتی که طی میلیون ها سال تکامل یافتند جبهه گرفتند. چگونه میتوان این جبهه ان ای ناپذیر و مقرزانه را کنار زد؟ ما در ادامه به برخی از مهمترین نگرش های دانشمندان معاصر در این زمینه خواهیم پرداخت و مرسومترین فرضیات معاصر پیرامون ازدواج، ساختار خانواده و میل جنسی را به چالش خواهیم کشید. فرضیاتی که شب و روز مشغول تأثیرگذاری بر ما هستند. نشان خواهیم داد که انسانها در گروههایی تکامل یافتند که بین اعضای آن روابط گرم و صمیمانهای حکم فرما بود گروه هایی که تقریبا همه چیز را به اشتراک میگذاشتند از غذا سرپناه حمایت های اجتماعی و مراقبت از کودکان گرفته تا لذت جنسی بحث ما در کتاب حاضر این نیست که انسان ها با یک مرام اشتراکی زاده می شوند و یا عشق رمانتیک در جوامع ما قبل تاریخ ناشناخته یا بیاهمیت بوده است بلکه میگوییم فرهنگ کنونی بشر تصویر تحریف شده ای از پیوند عشق و سکس ارائه می دهد چه با عشق و چه بدون عشق روابط جنسی سهل گیرانه کژوال در میان اجداد ما قبل تاریخی ما یک عمل پذیرفته شده و نرمال بوده است. شاید از خودتان بپرسید که ما چطور می توانیم چیزی درباره روابط جنسی ما قبل تاریخ بدانیم. مسلما در حال حاضر کسی وجود ندارد که شاهد زندگی مردمان ما قبل تاریخ بوده باشد. فسیل های بجامانده هم گویای رفتار اجتماعی آن دوران نیستند. پس آیا همه اینها صرفا نوعی گمان های ماجراجویانه نیست؟ البته که نه به این داستان قدیمی توجه کنید مردی که متهم بود در یک نزاع انگشت مرد دیگری را با گاز گرفتن قطع کرده است محاکمه شد شاهد عینی را به جایگاه احضار کردند وکیل مدافع پرسید آیا شما دقیقا دیدید که موکل من انگشت آن مرد را گاز بگیرد شاهد گفت خب نه ندیدم وکیل مدافع لبخند تنها آمیزی زد عجب پس چطور مدعی هستی که انگشت آن مرد را گاز گرفته است شاهد پاسخ داد من دیدم که موکل شما انگشت قربانی را توف کرد روی زمین به همین ترتیب می توان از روی شواهد و قرائن موجود تا حدودی به آنچه که در گذشته رخ داده است پی برد علاوه بر شواهد و مدارک غیر مستقیم فراوانی که به واسطه بررسی جوامع سرتاسر سر دنیا و نیز به واسطه خیشاوندی نزدیکی انسان با سایر نخستی ها در دست داریم نگاهی هم خواهیم انداخت به آنچه که فرایند تکامل زیستی بر روی زمین توف کرده است از سوی دیگر شواهد و مدارک آناتومیکی را بررسی خواهیم کرد که هنوز هم در اندامهای ما مشهود است ضمن آنکه به آتش جنسی نوظهوری خواهیم پرداخت که در قالب پرنونگاری آگهی های تجاری و غیره نمود یافتهاند حتی پیام های موجود در Copulatory وکالیزیشن آواهای جفتگیری زن همسایه را که به طرز مدهوش کننده در سکوت شب آهناله می کند رمزگشایی خواهیم کرد. خانندگانی که در جریان نوشته ها و پجوهش های اخیر روانشناسان تکاملی پیرامون تمایلات جنسی انسان قرار دارند می دانند که منظور ما از عبارت روایت مرسوم از تکامل جنسی انسان چیست؟ زین پس با عنوان مختصر روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی به آن اشاره خواهیم کرد. این روایت چیزی شبیه این است. یک مردان و زنان یکدیگر را ملاقات می کنند. دو آنان میت value ارزش جفت شدن با یکدیگر را بر پایه چشمنداز های مبتنی بر ظرفیت های تولید مثلیشان ارزیابی می کنند. مرد در زن به دنبال نشانه های دال جوانی، توانایی باروری، تندرستی، عدم تجربه جنسی قبلی و احتمال وفاداری جنسی او در آینده است. به بیان دیگر، ارزیابیش معطوف به یافتن یک جفت جوان، بارور و سالم است که توانایی تولید مثل در سالهای آتی را داشته باشد. زن به دنبال نشانه هایی از ثروت یا دست کم امکان ثروتمند شدن در آینده جایگاه اجتماعی مناسبت سلامت جسمانی و احتمال ماندن مرد در کنارش به منظور حمایت و تأمین نیازهای بچه هایش است مرد او باید تمایل و توان لازم برای تأمین نیازهای اساسی او به ویژه طی دوره بارداری و شیر دادن با پستان و بچه هایش را داشته باشد اصطلاحاً آن را سرمایه گذاری والدینی مرد می پس از این ارزیابی ها این زن و مرد با یکدیگر رابطه برقرار کرده و یک پیوند جفتی بلند مدت شکل می گیرد به تعبیر دزموند موریس این وضعیت بنیانی گونه ماست زمانی می توان گفت یک پیوند جفتی شکل گرفته است که زن نسبت به نشانه هایی که حاکی از ترک او توسط مرد باشد حساس شود مراقب آن باشد که مرد به او خیانت نکند زیرا صمیمیت عاطفی او با زنان دیگر تهدیدی برای دسترسی زن به حمایت و منابع شوهرش خواهد بود در این حال نیم نگاهی هم به دور و اطراف دارد تا به ویژه در زمان تخمک گذاری با مردی که از نظر ژنتیکی برتر از شوهرش است رابطه برقرار کند مرد نسبت به نشانه هایی که حاکی ها از خیانت جنسی زنش باشد حساس شود چرا که در غیر این صورت اطمینان نخواهد داشت که فرزند متولد شده متعلق به اوست در عین حال از فرصتهای جنسی مقطعی برای آمیزش با زنان دیگر بهره جوید چون اسپرمهایش فراوان هستند و به آسانی با اسپرمهای جدید جایگزین میشوند محققان مدعیاند با مطالعاتی که طی چندین دهه در نقاط مختلف جهان انجام شده است این الگوهای پایه جفتیابی قطعی و مسجل شدهاند یافتههای آنان در نگاه نخست بسیار منطقی به نظر میرسد البته ما هم بحثی نداریم که این الگوها همکتون در بسیاری از مناطق دنیا نقش مسلتی را ایفا می کنند اما آنها را جزء سرشت زیستی انسان نمیدانیم، بلکه رفتارهایی در جهت انتباق با شرایط اجتماعی کنونی در نظر میگیریم. در ادامه نشان خواهیم داد که بسیاری از این الگوها تا پیش از انقلاب کشاورزی کمتر از ده هزار سال پیش متداول نبودند این رفتارها و ترجیحات ویژگیهایی نیستند که از نظر زیستی در گونه ما برنامه ریزی شده باشند بلکه معید این پذیری گونه ما برای سازگاری با شرایط محیطی هستند. برای نمونه این ادعا که زنان هموار مردانی را ترجیح می دهند که به ثروت دسترسی دارند نتیجه یک فرایند تکاملی از پیش برنام ریزی شده نیست آنچنان که غالبا در روایت مرسوم روانشناسی تکاملی عنوان می شود. بلکه صرفا یک رفتار انتباقی برای زندگی در دنیایی است که در آن مردان سهم نامتناسبی از منابع جهان را تحت کنترل خود دارند. همانطور که در ادامه به طور مفصل شهر خواهیم داد پیش از انقلاب کشاورزی در ده هزار سال قبل زنان به همان اندازه مردان به خوراک، امنیت و حمایت اجتماعی دسترسی داشتند. اما تغییر و تحولات ناگهانی در جوامع انسانی که به زندگی متمرکز در جوامع کشاورزی انجامید توانایی زنان برای بقا را به طور بنیادین دستخوش تغییر کرد بناگاه زنان خود را در جهانی یافتند که مجبور بودند جهت دسترسی به منابع و حمایت های لازم برای بقا بر سر ظرفیت تولید مثلیشان وارد معامله شوند و این بسیار متفاوت از آن شرایطی بود که گونه ما پیشتر در روند تکامل زیستی تجربه کرده بود توجه داشته باشید که وقتی به کل زمان حیات گونه خودمان بر روی زمین می نگریم ده هزار سال تنها یک چشم بر هم زدن یک بازه زمانی بسیار کوتاه از آن محسوب می شود. حتی اگر ما نپذیریم که تقریبا دو میلیون سال از زمان پیدایش اجداد انسان ریخت هموی ما که در قالب گروه های کوچکی از گردآورندگان زندگی می کردند پانویس نویسنده در سرتاسر متن کتاب و به فراخور از اصطلاحات گردآورندگان و شکارچی گردآورندگان به جای یکدیگر استفاده خواهیم کرد. از نظر آناتومیکی برآورد شده است که انسان‌های امروزی از حدود دویست هزار سال قبل وجود داشتهاند. این در حالی است که بر پایه نخستین شواهد موجود آغاز دوره کشاورزی به حدود 8 هزار سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد. از این رو بازی زمانی که گونی ما صرف زندگی در جوامع کشاورزی متمرکز کرده است تنها 5 درصد از تجربه زندگی گروهیش را شامل می شود. ردیابی امیخترین ریشه های میل جنسی انسان مستلزم آن است که نگاهی به لایه های زیرین تاریخ بیاندازیم. تا پیش از انقلاب کشاورزی موجودات انسانی که در جوامع سازمان یافته در گوشه و کنار جهان زندگی می کردند بران بودند که تقریبا همه چیز بین اعضای جامعه به اشتراک گذاشته شود اما این تقسیم منابع از هیچ کس یک وحشی نیک نمی ساخت پانویس مترجم وحشی نیک نابل سابج وحشی نجیب یا وحشی نیک تعبیری است که از اندیشه ژان ژاک روسو درباره مردم جوامع ابتدایی صورت گرفته است روسو بر این باور بود که ذات انسان به عنوان جزئی از طبیعت نیک است و تنها جدایی او از طبیعت و حرکتش به سوی تمدن بوده است که وی را از این سرشت نیک جدا ساخته و به سوی بدیها و شرارتها سوق داده است به نظر روسو نمونه ای انسانهای نیک سرشت طبیعی همان انسانهایی هستند که میتوان آنها را در جوامع موسوم به ابتدایی مشاهده کرد به این ترتیب از زمان روسو ما هموار شاهد گرایشی بوده ایم که با نوعی نگاه حسرتالود به آن جوامع مینگرد و در آن نوعی بهشت گم شده ی انسانیت را می جوید. در آمدی بر انسانشناسی کلود ریویر ناصر فکوهی صفحه 21 و 22 پایان پانویس مترجم در واقع انسانهای جوامع ما قبل کشاورزی نیکتر از شما نبودند آن هنگام که مالیات یا حق بیمتان را میپردازید در مقیاس فراگیر و از نقطه نظر فرهنگی الزام به تقسیم منابع عملا موثرترین روش برای گونه اجتماعی شده ما بود تا احتمال خطر و زیان را به حداقل برساند همانطور که در ادامه خواهیم دید اشتراک گذاری و منفعت شخصی self-interest در این جوامع در تضاد با یکدیگر قرار نداشتند به واقع آنچه که بسیاری از انسانشناسان فیرس ایگالیتاریانیزم مساوات خواهی شدید مینامند طی هزاران سال پیش از انقلاب کشاورزی الگوی قالب سازماندهی جامعه در نقاط مختلف جهان بوده است. اما از زمانی که جوامع انسانی شروع به کشاورزی و اهلی کردن حیوانات کردند، ماجرا به شکلی بنیانی دستخوش تغییر شد. با ایجاد ساختارهای سیاسی سلسله مراتبی، برقراری مالکیت خصوصی، ایجاد سکونتگاه های پرجمعیت، انجام تغییرات ریشهای در جایگاه اجتماعی زنان و غیره، جامعه به شکل دیگری سازمان یافت. تمامی این تغییر و تحولات بیانگر یک فاجعه مرموز برای گونه ما بود. جمعیت انسان مثل قارچ رشد کرد و به همان شکل کیفیت زندگی سقوط کرد. این تغییر مسیر به سمت کشاورزی همانطور که جارد دایموند عنوان کرده است فاجعه ای بود که تا به امروز نتوانسته ایم از آن کمر راست کنیم. چندین دسته از شواهد و مدارک حاکی از آن است که اجداد ما قبل کشاورزی ما قبل تاریخ ما در گروه میزیستند که در آنها اکثر افراد بالغ به طور همزمان چندین رابطه جنسی داشتند. گرچه اغلب این رابطه ها گیرانه بودند اما بی هدف یا بی نبودند. اتفاقاً برعکس این رابطه ها تقویت کننده پیوندهای اجتماعی حیاتی بود که موجب حفظ همبستگی بسیار بالای جوامع با یکدیگر میشد. شواهد بسیار محکمی در دست داریم که نشان میدهد آسانگیری و انعطاف پذیری ما قبل تاریخ با تمایلات جنسی انسان همکنون نیز در اندام های ما در عادات و رسوم برخی از جوامع و در زوایای حیرت انگیزی از فرهنگ معاصر غرب انعکاس یافته است. ما نشان خواهیم داد که نحوه رفتار ما در اتاق خواب ترجیحات و سلایق ما در زمینه پرنونگاری تخیلات رویاها و واکنش های جنسی ما همگی حامی این درک تازه از سرشت جنسی انسان است سوالاتی که در این کتاب در جستجوی پاسخی برای آنها خواهیم بود از این قرارند چرا وفاداری جنسی بلند مدت برای بسیاری از زوجها این اندازه دشوار است چرا اشتیاق جنسی غالبا رنگ می بازد حتی در شرایطی که مهر و علاقه عمیق بر رابط حکم فرماست چرا زنان مستعد ارگازم های متعدد هستند حالان که مردان در قالب اوقات پس از رسیدن به ارگازم به سرعت از نظر جسمی تحلیل رفته و سپس میل و رغبت خود را به فعالیت جنسی از دست می دهند آیا حسادت جنسی اجتناب ناپذیر است به عبارتی آیا بخش غیرقابل کنترلی از سرشت انسان است چرا بیزه های جنس نر در گونه انسان بسیار بزرگتر از بیزه های گوریل اما کوچکتر از بیزه های شامپانزه است آیا محرومیت جنسی می تواند ما را رنجور و بیمار کند چگونه فقدان ارگازم ها موجب یکی از متداول ترین بیماری ها در طی تاریخ شد و با این بیماری چطور برخورد شد چند میلیون سال در چند صفحه در اینجا داستانی وجود دارد که مختصرا در چند صفحه آن را شهر می دهم. چند میلیون سال قبل اجداد کوهن ما هومو ها از یک نظام جفتگیری مشابه با گوریل ها که در آن جنس نر برای غلبه بر نرهای دیگر و حفظ حرمسرایی از ماده ها مبارزه میکرد، به نوع دیگری از نظام جفتگیری روی آوردند که در آن اکثر نرها به ماده ها دسترسی جنسی داشتند. معدودی از متخصصان هستند که بر سر شواهد فسیلی این تغییر مسیر اختلاف نظر دارند. با این حال هنگامی که میخواهیم ببینیم این تغییر مسیر نمایانگر چه چیزی است با آن دست از متخصصانی که مدافع روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی هستند اختلاف نظر پیدا میکنیم روایت مرسوم بر این باور است که این تغییر مسیر زمانی رخ داد که الگوی پیوند زناشویی بلند مدست در گونه ما شکل گرفته بود در واقع آنجا که مجادله بر سر سرشت میل جنسی انسان است تنها دو گزینه مورد پذیرش است انسان ها به شکلی تکامل یافتند که یا تک همسر باشند یا چند همسر و معمولا با این نتیجه گیری همراه می شود که زنان غالبا الگوی اول و مردان الگوی دوم را ترجیح خواهند داد پس تکلیف الگوی جفتگیری های همزمان و متعدد چه می شود الگویی که بر اساس آن اکثر مردان و زنان به طور همزمان بیش از یک رابطه جنسی داشتند صرف نظر از برخی ملاحظات اخلاقی چرا با وجود شواهد و مدارکی که در این راستا وجود دارد الگوی جفتگیری های همزمان در ما قبل تاریخ حتی مورد بررسی هم قرار نمیگیرد. ما میدانیم جوامع گردآورنده که انسانها در مقیاس کوچک برپا کرده بودند گروه های بسیار مساواتخواهی بودند که تقریبا همه چیز را به اشتراک می گذاشتند. چون این ویژگی همکنون نیز به طرز چشمگیری در نحوه زندگی گردآورندگان توزیع آنی در سرتاسر جهان وجود دارد. پانویس نویسنده انسانشناس جیمز وودبرن 1981 تا 1998 جوامع گردآورنده خوراکجو گشت زن را به نظام های توزیع آنی ساده و توزیع با تأخیر پیچیده دستبندی کرده است. در نظام توزیع آنی خوراک در همان روزهایی که گردآوری می شود بدون جزئیات اضافی یا ذخیره کردن به مصرف می رسد. ما به بررسی این نوع جوامع گردآورنده خواهیم پرداخت و با دسته دوم کاری نداریم. پایان پانویس نویسنده انسان شناسان بارها نشان دادند که مساوات خواهی شدید جوامع شکارگر گردآورنده پدیده‌ای جهان شمول است. کنگ های قوم سان در بوتسوانا کشوری در جنوب آفریقا تا حدود زیادی به همان سبک بومیان مناطق دورافتاده استرالیا و قبایل دوردست جنگل های بارانی آمازون زندگی می کنند. در این جوامع اشتراک گذاری منابع صرفا عملی دل نیست بلکه امری الزامی و اجباری است. برای مثال احتکار یا پنهان کردن خوراک نه تنها رفتاری شدیدن بر محسوب می شود بلکه اساسا نابخشودنی است. گردآورندگان خوراک را به شکلی برابر بین خود تقسیم می کنند. به نوزادان یکدیگر شیر می دهند. تقریبا هیچ چیز را از یکدیگر مخفی نمی کنند. بقای آنان در گرو پیوند با یکدیگر است. برخلاف دنیای ما که بر محوریت مفاهیمی چون مالکیت خصوصی و مسئولیت فردی استوار است، در میان گردآورندگان این محوریت بر ثروت گروهی، هویت گروهی و تعامل عمیق با یکدیگر قرار دارد. اگرچه ممکن است از نظر شما چون این توصیف های نوعی آرمانگرایی ساده یا حسرت آلود از نظام اشتراکی کامیونیزم ما قبل تاریخ تلقی شود باید بدانید که اکثر محققان در مورد ویژگی های ذکر شده برای جوامع ما قبل کشاورزی هم نظر هستند آنها طی بررسی خود دریافتند که تشکیلات اجتماعی مساوات تنها نظامی است که در میان جوامع گردآورنده تمام زیست بوم های جهان وجود دارد و به واقع هیچ نظام دیگری نمی توانست برای جوامع گردآورنده کارایی داشته باشد زیرا الزام به تقسیم منابع عملا بهترین روش برای توزیع سود و زیان بین تمام اعضای گروه است ما می خواهیم نشان دهیم که این رفتار اشتراکی به روابط جنسی هم تعمیم یافته بود پجوهش های متعدد در رشته های نخستی شناسی، انسان شناسی، روان شناسی و آناتومی حاکی از همین نتیجه گیری بنیادی است. موجودات انسانی و اجداد انسان ریخت ما تقریبا تمام چند میلیون سال گذشته یا قدری کمتر را صرف پیوندهای سمیمانهی کردند که تیان اکثر افراد بالغ می توانستند به طور همزمان چندین رابطه جنسی داشته باشند. این روی کرد به میل جنسی انسان احتمالا تا زمان انقلاب کشاورزی و مالکیت خصوصی کمتر از ده هزار سال قبل پابرجا بوده است. اگر شما هم مدتی در میان نخستی سپری کنید که نزدیکترین خویشاوندی زیستی را با انسانها دارند به وضوح خواهید دید که شامپانزه های ماده بارها در طی یک روز با اکثر نرهای مشتاق یا همه آنها دست با آمیزش جنسی میزنند. همچنین شاهد متداول بودن سکس گروهی در بین بونوبوها خواهید بود. این عمل تک تک بونوبوها را به آرامش رسانده و موجب تداوم شبکه های اجتماعی پیچیده آنان می شود. اگر اتش جنسی انسان معاصر را که در انواع خاصی از پرنونگاری ها مستطر است یا محدودیت های ملالا تک همسری جنسی را که همه با آن آشنا هستیم در نظر آورید به سرعت با یادگارهای اجداد عبر جنسی من مواجه خواهید شد. های ما نیز روایتگر همین داستانند. بیزه های مردان که بسیار بزرگتر از بیزه های هر نخستی تک همسلی است همواره باید در خارج از بدن که دما پایینتر است آویزان باشند تا بدین وسیله سلول های اسپرم همیشه برای انزال های متعدد مهیا باشد به علاوه جنس نر در گونه انسان دارای کلوفت ترین آلت در میان تمام نخستی های روی زمین است از سوی دیگر تاپ خوردن پستان های زنان که مطلقاً ضرورتی در زمینه شیردهی ندارد آهناله های مشهود از سر شوق و لذت، آواهای جفتگیری و قابلیت آنان برای تجربه ارگازم های متعدد همگی حامی دیدگاهی است که بر آسانگیری جنسی ما قبل تاریخ تاکید می‌ورزد. هر یک از این نمونه ها مانعی بزرگ بر سر راه پذیرش روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی است. تمامی این موارد را در های بعد به طور مفصل توضیح خواهیم داد. در همان دورانی که مردم بر روی زمینی مشترک کشاورزی می کردند، الگوی مالکیت خصوصی به سرعت جایگزین مالکیت اشتراکی شد و به خط مشی اکثر جوامع تبدیل شد. با این وجود در میان گردآورندگان چادرنشین، مالکیت خصوصی به دلایل واضحی در کمترین سطح خود باقی ماند و اندیشه مالکیت بر زمین، مالکیت بر ماهی های رودخانه ها یا مالکیت بر ابرهای آسمان در میان آنان جلوگری کمرنگی دارد. در واقع در این جوامع مردان و غالبا زنان به همراه هم به جنگ خطرات می روند. سرمایه گذاری والدینی مرد یا به عبارتی هستی اصلی روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی ویژگی جوامعی است که ما سازماندهی کرده ایم و نباید آن را به تمام زیست‌بوم‌های های جهان به ویژه نقاطی که گردآورندگان زندگی می کنند تعمیم داد. هنگامی که مردم زندگی در جوامع کشاورزی متمرکز را آغاز کردند، ماهیت اجتماعی جوامع عمیقا و به شکلی بی بازگشت دستخوش تغییر شد. ناگهان دانستن این که زمین شما در کدام نقطه پایان میابد اهمیتی تعیین کننده یافت و همسایه شدن انسانها آغاز شد. دهمین ده فرمان کتاب مقدس یادآور همین تغییر است. چشم طمع به خانه همسایه نداشته باش. چشم طمع به زن همسایه نداشته باش. چشم طمع به نوکر همسایه، کلفت همسایه، گاب نر همسایه قاطر همسایه یا هر چیز متعلق به همسایه نداشته باش. بدیهی است شاید بزرگترین بازنده این انقلاب کشاورزی قطع نظر از برده ها و غلامان زنان بودند که نقش محوری خود در جوامع گردآورنده را از دست داده و همراه با خانه، بردگان و چارپایان اهلی تبدیل به دارایی دیگری برای مردان شدند تا از آنها مواظبت شود. کتاب خواستگاه های کشاورزی The Origins of Farming نوشته باستانشناس استیون میثن این رخداد تاریخ بشر را این, این توصیف می کند. نقل قول این دگرگونی و تغییر مسیر موجب شد تا انسانهای کنونی در قیاس با سایر موجودات و انسانهای پیش از آن سبک زندگی کاملا متفاوتی را پی بگیرند. پایان نقل قول این مهمترین چرخش و تغییر مسیر در داستان گونه ماست. این تغییر مسیر به سوی کشاورزی به مراتب تأثیر بنیادی تری از مهار آتش، ماگناکارتا اختراع ماشین چاپ، اختراع ماشین بخار، شکافتن اتم یا نظایر آن بر خط سیر حیات انسان داشته است. پانویس مترجم: ماگنا فرمان کبیر یا فرمان آزادی صادر از طرف جان پادشاه انگلیس در سال 1215 است. پایان پانویس. حقیقتا همه چیز به همراه کشاورزی تغییر کرد. ماهیت پایگاه و قدرت اجتماعی ساختارهای اجتماعی و خانواده، رابطه انسان با طبیعت، نحوه پرستش خدایان، امکان جنگ بین گروه ها، کیفیت زندگی، طول عمر و به همان شکل قوانین حاکم بر میل جنسی انسان. تیموتی تیلور نویسنده ی کتاب سکس در ما قبل تاریخ The Prehistory of Sex با استناد به شواهد باستانشناسی می نویسد نقل قول در حالی که سکس برای فرد شکارگر گردآورنده نمایانگر اندیشه اشتراک گذاری و تعالی جامعه کامپلمنتریتی بود برای نخستین کشاورزان تبدیل به ابزاری برای سرکوب فرونشاندن شهوت حراس از همجنسگرایی هوموفوبیک و افزایش تولید مثل شد پایان نقل قول تیلور نتیجه میگیرد که نقل قول کشاورزان به دلیل حراس از ماجراجویی های میل جنسی انسان دست به تخریب و کنترل آن زدند پایان نقل قول از این پس زمین می توانست تصرف شود به تملک درآید و به عنوان میراث از نسلی به نسل بعد منتقل شود خوراک که پیشتر از طریق شکار و گردآوری تامین و مصرف میشد حالا می بایست کاشته شود مراقبت شود برداشت شود انبار شود و دست آخر به فروش برسد حسارها، دیوارها و سیستمهای آبیاری برپا شد. برای مراقبت از آنها تشکیلات نظامی پایگذاری و تقویت شد تا کنترل را در دست بگیرد. در راستای تحکیم نهاد مالکیت خصوصی برای نخستین بار در تاریخ گونه ما قطعیت پدری اهمیتی تعیین کننده یافت. پانویس مترجم قطعیت پدری paternity certainty به طور خلاصه اطمینان پدر نسبت به اینکه نوزاد متولد شده متعلق به اوست و جفت جنسیش از فرد دیگری باردار نشده است. پایان پانویس با این وجود روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی مصرانه میگوید قطعیت پدری همیشه بیشترین اهمیت را برای گونه ما داشته است اینکه ما زندگی جنسیمان را حول قطعیت پدری سازماندهی کرده ایم چیزی است که از سوی ژنهایمان به ما دیکته شده است اگر چنین است پس چرا شواهد ثبت شده در رشته ی انسانشناسی مملو از نمونه هایی از جوامع است که در آنها قطعیت پدری چیزی کم اهمیت یا بی اهمیت محسوب می شود و مردان هیچ نگرانی در مورد وفاداری جنسی زنان ندارند در ادامه به این نمونه ها خواهیم پرداخت اما پیش از آن اجازه دهید سفر کوتاهی به یوکاتان داشته باشیم. پانویس مترجم یوکاتان سی و ایالت کشور مکزیک است و در شبه جزیره یوکاتان قرار دارد. پایان مقدمه سرشت جنسی انسان فراز و نشیب روابط جنسی از ما قبل تاریخ تا امروز نویسنده کریستوفر رایان ساسیلدا جفا ترجمه محبود مهدیان راوی آرش پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف فصل اول یوکاتان را از یاد نبرید کارکرد تخیل عجیب و غریب ساختن چیزهای حل شده نیست بلکه حل کردن چیزهای عجیب و غریب است جی کی چسترسون آلامو را فراموش کن یوکاتان درسهای مفید تری دارد پانویس مترجم نبرد آلامو نبردی بود بین قوای تگزاسی و ژنرال آنتونیو لوپز سانتاانای مکزیکی که در 1836 رخ داد و منجر به شکست قوای تگزاس گردید. این نبرد که در ایستگاه مبلغان آلامو در شهر سن آنتونیو در تگزاس آمریکا رخ داد، به محاصره قوای تگزاسی انجامید و نهایتا تمامی 250 تگزاسی در این نبرد جان خود را از دست دادند. امروزه سالی دونیم میلیون نفر از قلعه آلامو محل نبرد آلامو بازدید می کنند و شعار زیر آن را به یاد می آورند که پس از واقعی آلامو در آمریکا شهرت یافت. آلامو را از یاد نبرید. پایان پانویس اوایل پاییز 1519 بود. هرنان کورتس و سربازانش وارد سواحل مکزیک شدند. کورتس به سربازانش دستور داد یکی از بومیان را بر روی عرشه کشتی بیاورند تا از او بپرسد نام این مکان مرموزی که یافتند چیست فرد بومی پاسخ داد ماکو بافان که معادل اسپانیایی واژه یوکاتان است همین کافی بود کورتس اعلام کرد از امروز من مالک یوکاتان هستم یوکاتان و تمام زرها و هایش متعلق به پادشاه و ملکه اسپانیاست و الی آخر چهار و نیم قرن بعد در دهه 1970 زبانشناسان گویش های مایه های کوهن را مورد مطالعه قرار داده و دریافتند که ماکو با فان معادل عبارت نمیفهمم چی میگی است. این قبیل اشتباهات به همینجا ختم نمی شود. تقریبا همه ما در این دام گرفتاریم. برخی از دانشمندان علا رقم سالها آموزش، هنگامی که دست به مشاهده می به راحتی سوگیری ها و پیشتاوری های خود را به موضوع مورد نظر نسبت می دهند. آنچه که دانشمندان را به اشتباه می اندازد همان خطای شناختی است که در اکثر ما وجود دارد. قطعی دانستن چیزی که گمان می کنیم آن را می دانیم. در حالی که نقشه را غلط خانده ایم با قطعیت می گویم که می دانیم در کدام نقطه ایستاده ایم. رغم وجود شواهدی مقایر با نگرشمان اکثر ما تمایل داریم که از معیارهای منطبق با سلیقهمان پیروی کنیم اما سلیقه نمیتواند راهنمایی قابل اعتنایی باشد در ادامه به توضیح این موضوع می پردازم. شما همان چیزی نیستید که می خورید. برای مثال غذا را در نظر بگیرید همه ما تصور می کنیم که علاقه یا نفرت ما نسبت به یک خوراک یا ماده غذایی به ماهیت آن برمیگردد. حال آنکه این صرفا نوعی واکنش قراردادی است که از سوی فرهنگ جامعه معین شده است فرض کنید شدت گرسنگی موجب شود پیش از آنکه دل و جرأت خود را بسنجید حشره ای را که در دل شب پرواز می کند بگیرید و در دهانتان بگذارید حشره زیر دندانهایتان بالبال میزند خرت خرت می کند و شیره ای از آن خارج می شود می توانید با نوشیدن قدر آبجو به بلعیدن آن کمک کنید احتمالا چون این فرضی برایتان تهوع آور است نظرتان راجع به یک بشقاب مغز گوسفند چیست طول سگ سرخ شده با گوشت چطور آیا ما می توانیم اشتهای شما را با گوش های گراز یا سر میگو باز کنیم؟ شاید هم با یک سانگ برد مرق آوازخان کاملا سرخ شده که بتوانید استخوان ها منقار و تمام اندامهایش را بجوید. با جیر جیرک های سرخ شده در ماهیتابه موافقید؟ اگر گوشت بره لذیذ است، خوردن مغز بره چه مانعی دارد؟ چرا خوردن کتف، ران و شکم گراز بی نهایت دلچسب بوده اما خوردن گوش ها، خورتوم و پاچه هایش کننده است؟ چگونه است که خوردن خرچنگ را بسیار متفاوت از خوردن ملخ می دانیم؟ در واقع باید پرسید چه کسی لذیذ بودن را از مشمعس کننده بودن تمیز می دهد و استدلالش چیست؟ در چه مواردی فرد استثناء قائل می شود؟ سوسیس ها یا هات ها جزء استثناءات برخی افراد محسوب می شوند زیرا آنان با وجود بیمیلی به گوشت گراز چیزی را می که از بقایای چرخ شده ی گوشت گراز و روده های آن تولید شده است. شاید فکر کنید در همه جای دنیا گوشت خوک را فقط با تخم مرغ میخورند مثل ترکیب خلال سیب زمینی و سس گوجه فرنگی یا ترکیب نمک و فلفل اما این چنین نیست ترکیب گوشت خوک و تخم مرغ برای صبحانه تنها در حدود 100 سال پیش توسط یک آژانس تبلیغاتی و برای افزایش فروش گوشت خوک باب شد هلندی ها نیز خلال های سیب زمینیشان را با سس ماینز میخورند نه با سس گوجه فرنگی گمان می کنید خوردن حشرات بیچون و چرا مشمعز کننده است؟ شاید برایتان جالب باشد بدانید که 100 گرم جیرجیرک بدون آب حاوی 1550 میلی گرم آهن، 340 میلی گرم کلسیوم و 25 میلی گرم روی است. سه ماده معدنی که غالبا در عادات غذایی ما کمتر به چشم میخورد. اگر استخوانبندی، شاخک ها و شکل پای حشرات حالتان را به هم میزند، بهتر است در خوردن میگو و خرچنگ دریایی هم تجدید نظر کنید. چون همه آنها جزء خانواده بند پایان هستند و از زننده ترین چیزهای دنیا در کف اقیانوس ها تغذیه می کنند. در هر صورت اگر در آمریکا زندگی می کنید ممکن است همین حالا نیز بخش های چسبنده از یک حشره لای باشد چون وزارت غذا و داروی آمریکا می گوید بازرسانش نسبت به وجود اندام های حشرات در فلفل سیاه بی اتنایند. مگر اینکه میزان آن به طور میانگین بیش از 475 مورد در هر 50 گرم باشد مطالعه در دانشگاه اوهایو تخمین میزند که آمریکایی ها بیان که بدانند به طور متوسط سالانه بین یک تا دو پوند حشره میخورند. سیاره گرسنه آنچه که جهان می‌خورد. طعم کرم سفید مثل طعم نیم با لایه ای از پنیر مزار لاست که با برقه های از نان مخصوص سرو شده است باید لذیذ باشد. پیتر منزل و فیث دی آلوسیو نخستین مسافران بریتانیایی که از استرالیا دیدن کردند گزارش دادند که بومیان آنجا در رنج و بدبختی ناشی از قحطی شدید به سر میبرند اما مثل اکثر شکارگر گردآورندگان تمایلی به کشاورزی ندارند در عین حال بهت زده بودند که علیرغم این قحطی بومیان لاغر به نظر نمیرسند در واقع این بومیان بودند که بریتانیایی ها را موجوداتی نسبتاً چاق و تنبل تلقی می کردند. با این وجود بریتانیایی یقین داشتند که بومیان در حال مردن از قحطی هستند چرا چون میدیدند که بومیان به ناچار رو به خوردن حشره کرم درختی و موشهای صحرایی آوردند جانورانی که مطمئنا هیچ کس جز در شرایط قحطی آنها را نخواهد خورد اینکه این برنامه غذایی مغذی بود به بفور یافت میشد و می توانست تعمی همانند نیمرو با ای از پنیر موزارلا داشته باشد هرگز به ذهن بریتانیایی هایی که بیشک دلتنگ دل و جگر و خامه پرچر به وطنشان بودند خطور نمی کرد طبیعی یا غیر طبیعی دانستن یک چیز به معنای این نیست که آن چیز ذاتا طبیعی یا غیر طبیعی است بلکه این یک سلیقه فرهنگی است هر یک از عادات غذایی که در بالا به اشاره شد در برخی نقاط دنیا در بین اقوامی که تغذیه متفاوتی با شما دارند لذت بخش محسوب می شود. بنابراین هنگامی که در مورد تجربیات عاطفی، شخصی و زیستی مانند خوردن یا سکس صحبت می کنیم نباید فراموش کنیم که دست بلند فرهنگ به عمق نگرش های ما دسترسی و نفوذ دارد. ما در اکثر اوقات این نفوذ و تأثیر را حس نمی کنیم اما باید بدانیم که هر فرهنگی اعضایش را به این باور میرساند که برخی چیزها ذاتا درست و برخی دیگر ذاتا نادرست هستند همانند آن مسافران بریتانیایی ما نیز تحت تاثیر باورهای فرهنگی ما از طبیعی و نرمال بودن پدیده ها هستیم هر یک از ما عضو یک قبیله یا واحد اجتماعی هستیم که به واسطه ی فرهنگ، خانواده، مذهب، طبقه اجتماعی، آموزش، حرفه یا هر معیار دیگری به یکدیگر پیوند خورده ایم. نخستین گام در راه تمیز دادن یک مقوله فرهنگی از یک مقوله زیستی چیزی است که استورشناس جوزف کمپل آن را اصطلاحاً دیترایبالیزیشن قبیل زودایی می نامد. ما باید قبایل یا گروه های اجتماعی مختلف را به رسمیت بشناسیم و خودمان را از فرضیات نسنجیدهی که اشتباهاً جهان شمول می انگاریم رها سازیم. صاحبان قدرت در جامعه ما را متقاعد کردهاند که حسادت جنسی نسبت به شریک عاطفی جنسی امری طبیعی و ناشی از سرشت زیستی ماست متخصصان نیز بر این باورند که زنان برای آنکه نسبت به فردی دیگر احساس صمیمیت جنسی کنند نیازمند تعهد هستند زیرا این جزء ذات و سرشت آنهاست برخی از برجسته ترین روانشناسان تکاملی مسررانه و با قطعیت میگویند که ما ذاتا گونه هستیم دارای حسادت جنسی، حس مالکیت، آدمکش و فریبکار که به زور و زحمت بر ذات خبیسمان فائق آمده و با تمکین به قوانین متمدنانه خود را حفظ کرده ایم. در پاسخ باید بگوییم که در این شکی نیست که اشتیاق و نفرت نهفته در سرشت حیوانی ما عمیقتر از تأثیرات فرهنگی است نویسندگان این کتاب نیز نیست. معتقد نیستند که انسانها با لوح سفید بلانک سلیت متولد میشوند و در انتظار تعلیمات محیطی فرهنگی نمینشینند اما بحث ما این است که تکیه بر احساسات و سلیقه ها دستورالعمل مطمئنی برای تمیز دادن واقعیت زیستی از تأثیرات فرهنگی نیست اگر بیشتر کتابهایی را که درباره سرشت انسان نوشته شده ورق بزنید با عباراتی مثل مردان شیطان صفت، جنهای خبیس، جوامع بیمار، جنگ و وحشیگری پیش از تمدن، نزاعهای پی در پی، نیمه پلید انسان و قاتل همسایه مواجه خواهید شد. در یک کلام با چنین نگاهی به انسان و جامعه خوششانس خواهید بود اگر از این همه بلا در زندگی جان سالم به در با این حال آیا داده های علمی نیز وجود این شالاپ و شلوپ خون را تایید می کنند؟ یا اینکه این ادعاها صرفا منعکس کننده حدسیات معاصر درباره گذشته های دور است؟ ما در فصلهای بعد این موضوع و سایر جنبه های رفتار اجتماعی را مجددا مورد بررسی قرار خواهیم داد تا از این رهگذر به نگرشی متفاوت راجع به گذشته های دورمان دست یابیم. و علاوه نشان خواهیم داد که چرا بسیاری از داده هایی که تاکنون درباره میل جنسی انسان دریافت کرده ایم به ویژه آنهایی که توسط برخی روانشناسان تکاملی ارائه شدهاند نادرست بوده و بر پایه فرضیات منسوخی بنا شدهاند که ریشه هایش به داروین و پیش از او باز می گردند. بسیاری از دانشمندان کنونی با نادیده گرفتن شواهد علمی و پافشاری بر پیشپرسهایشان سخت در تلاشند تا پازلی را که اشتباه چیدهاند تکمیل کنند. بدین ترتیب به جای آنکه اجازه دهند تکه های اشتباه پازل فرو بریزد بر تصورات خود از آنچه که فکر می کنند میل جنسی انسان باید باشد مهر تایید می زنند. تصوراتی که زایده فرهنگ جامعه است. شاید از نظر شما الگوی ما درباره تمایلات جنسی انسان نابخردانه، شهفت پرستانه، توهینامی، شرماور، جذاب، معیوز کننده، روشنگرایانه یا بدیهی قلمداد شود. در هر حال امیدواریم با مطالب راحت برخورد کرده و تا انتهای کتاب به خواندن ادامه دهید. هرچند که بی تردید برخی از خوانندگان کتاب واکنشی از سر احساس به الگوی شرماور ما از تمایلات جنسی انسان نشان خواهند داد. از طرف دیگر بیگمان تبگین های ما مورد تمسخر کسانی خواهد بود که از خاکریز روایت مرسوم در روانشناسان تکاملی به ما حمله کرده و فریاد خواهند زد که آلاما را از یاد نبرید. اما همانطور که داستان ابتدای فصل خواستگاه فرضیات نابجا حد سقومان های زیانبار و نتیجهگیری های نادرست را نشان داد توصیه ما به آنان این است که آلا را فراموش کنید و یوکاتان را همواره بیاد داشته باشید پایان فصل اول سرشت جنسی انسان فراز و نشیب روابط جنسی از ما قبل تاریخ تا امروز نویسنده کریستوفر رایان ساسیلدا جفا ترجمه محبود مهدیان راوی آرش پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف فصل دوم آنچه که داروین در مورد تمایلات جنسی نمیدانست. ما در اینجا دلنگران بیم ها و امید ها نیستیم. تنها نگاهمان به حقایق است تا به قدری که خردمان اجازه می دهد آنها را کشف کنیم. چارلز داروین، تبار انسان برگ درخت انجیر می تواند خیلی از چیزها را پنهان کند، اما نعوز انسان جز آن چیزها نیست. روایت مرسوم روانشناسان تکاملی درباره سرشت تمایلات جنسی انسان بران است تا نشان دهد که انسان ذاتا گونهی فریبکار و تقریبا بیمیل به تک همسری جنسی است. بر اساس این باور غلط که بارها نیز بر آن تاکید شده، مردان و زنان دیگر را به دلیل برنامه ریزی ژنتیکی متضادشان در یک جنگ متقابل قرار دارند. کل این جنگ همانطور که پیشتر گفتیم ریشه در برنامه ژنتیکی اولیه مردان و زنان دارد. مردان برانند تا اسپرم های فراوان اما کم ارزش خود را با ماده های بیشماری تجربه کنند. همچنان که تلاش می کنند به منظور افزایش قطعیت پدریشان شریک یا شریک های آتفی جنسیشان را تحت کنترل خود درآورند. از سوی دیگر زنان سعی می کنند تخمک های محدود و به لحاظ متابولیکی با ارزش خود را از گزند عشق زودگذر های زود گذر دور نگه دارند. با این حال آن زمان که به یک حامی یا شوهر مقید شدند در هنگام تخمک گذاری سعی می کنند تا از روابط پنهانی و نامشروع با مردانی که از برتری ژنتیکی آشکاری نسبت به شوهرشان برخوردار هستند استفاده کنند. زیست شناس جان روگاردن خاطر نشان می سازد که این تصویر نسبت به آنچه که داروین در 150 سال پیش ارائه کرد تغییر ناچیزی کرده است. او می نویسد روایت داروینی از نقش های جنسی چندان ماهرانه نیست با این وجود این روایت توسط واژگان تخصصی زیستشناسی شناسی معاصر مجددا فرمول بندی شده و به عنوان یک واقعیت علمی مسلم در نظر گرفته می شود تصویری که انتخاب جنسی از سرشتگونه ما ارائه می دهد بر ستیز میان دو جنس فریبکاری و مخازن ژنی حاصل از آمیزش های ناپاک تأکید دارد شاید هیچ کس به روشنی مقاله نویس امی آلکون این باور غلط و مرسوم را توضیح نداده باشد. نقل قول در عصر حاضر واقعا نگاه های بسیار بدی به یک مادر مجرد وجود دارد. اما این چیزی است که احتمالا یک و میلیون سال قبل در دشت های بیدرخت رخ داد. آن دسته از زنان اجدادی ما که موفق شدند ژنهایشان را به ما انتقال دهند آنهایی بودند که تصمیم گرفتند تحت پوشش یک نر به عنوان پدر بچه هایشان قرار گرفته و از نرهای گستاخ دوری کنند مردان دستور ژنتیکی متفاوتی داشتند و در روند تکامل زیستی آموختند به زنانی توجه کنند که از تلاش برای انجام کارهای پرمخاطره و ماجراجویی دست کشیدند پایان نقل قول ملاحظه می کنید که چه چیزهایی شایسته و برازنده تلقی می شود؟ آسیب پذیری های مادری، تفکیک پدران از نرهای گستاخ، سرمایه گذاری والدینی، حسادت جنسی و معیار جنسی دوگانه. پانویس مترجم معیار جنسی دوگانه، معیاری که بر اساس آن مردان می توانند در امور جنسی بیقید و آزاد باشند، اما زنان خیر. پایان پانویس شاید بهترین نقطه برای آغاز یک ارزیابی مجدد از موضع خسمانه انسان معاصر نسبت به تمایلات جنسی خود چارلز داروین باشد. کار درخشان داروین سهبن پوشش علمی سفت و سختی را بر آن چیزی کشید که اساساً یک سودگیری علیه شور جنسی است. علا رغم نبوغش آنچه که داروین در مورد تمایلات جنسی نمیدانست میتواند کتاب های زیادی را پر کند. کتاب حاضر یکی از آنهاست. کتاب منشأ انواع آن the Original Species در 1859 منتشر شد. یعنی زمانی که دانش اندکی درباره زندگی انسان در پیش از عهد باستان وجود داشت. تا پیش از داروین دوران ما قبل تاریخ همچون لوح سفیدی قلم داد می شود که نظریه پردازان میتوانستند توانستند صرفاً با توسل به حدس و گمانهایشان هر آنچه را که میخواستند به آن نسبت دهند. پانویس نویسنده دوران ما قبل تاریخ منظور ما حدود دویست هزار سال قبل یا چیزی در همان حدود است یعنی دوره‌ای که موجودات انسانی از نظر آناتومیکی مثل انسان‌های امروز بودند با این تفاوت که کشاورزی نمی‌کردند و قادر به نوشتن نیز نبودند پایان پانویس تا اینکه داربین و دیگران شروع به کنار زدن آموزه‌های مذهبی و جستجوی واقعیات علمی کردند منظور آن دسته از آموزه های مذهبی است که مطالعه گذشته های دور را دچار محدودیت کرده بود. مطالعه نخستی ها در ابتدای راه خود بود. داده های علمی که داروین ارائه کرد، پیشتر هرگز با آنها توجه نشده بود. از این رو تعجبی ندارد که این متفکر بزرگ به نوبه خود توانست نقاط تاریک این موضوع را روشن کند. برای مثال مطرح شدن نظریات داروین و تقابل آن با توصیف مشهور توماس هابس از زندگی انسان مقبل تاریخ که طی آن ویژگی هایی همچون انزوا، فقر، کسیفی، پستی، حیوان صفتی و غیره را به انسان مقبل تاریخ نسبت می دهد باعث شد تا فرضیات اشتباه هابس که در میان نظریات کنونی پیرامون تمایلات جنسی انسان نیز وجود دارد کنار گذاشته شود. تصور اکثر ما از زندگی انسان در مقبل تاریخ همان تصویر کلیشه‌ای از موجودی غارنشین است که موهای کثیفش بر صورتش ریخته شده و گرزی را در دست دارد. همانطور که در ابتدا خواهیم دید این تصویر از زندگی انسان در مقبل تاریخ با تمام جزئیات حابزیش اشتباه است. گرچه داروین فرضیات توماس هابز را کنار گذاشت برای فرمول بندی فرضیاتش از نظریه‌های تایید نشده توماس مالتوس درباره مقابل تاریخ استفاده کرد. همین عامل او را به سمت برآوردهای نادقیق و مبالغه آمیز از رنج انسان اولیه سوق داد در نتیجه داروین برتری نسبی را برای زندگی دوره ویکتوریایی قائل شد پانویس مترجم دوره ویکتوریایی به دوره سلطنت ملک ویکتوریا در بریتانیا 1837 تا 1901 گفته می شود که همزمان با رواج سنتگرایی و اخلاقگرایی سخت و انعطاف ناپذیر بود. درآمدی بر انسانشناسی کلود ریویر ناصر فکوهی نشر نی صفحه 55 پایان پانویس مسلما داروین پایگذار روایتی نبود که مدعی است نرها سرکش و شهبتران هستند و ماده ها از بین آنان دست به انتخاب میزنند با این حال او نیز سعی داشت تا این فرضی را طبیعی و گریزناپذیر جلوه دهد از این رو نوشت نقل قول زنان با کمترین استثنا در مقایسه با مردان اشتیاق و علاقه کمتری به فعالیت جنسی دارند نیاز دارند که به آنان اظهار عشق و علاقه شود کمرو هستند و در قالب اوقات به نظر می رسد به زمان بیشتری نیاز دارند تا بتوانند از یک مرد جدا شوند پایان نقل قول برخلاف این گفته ها ما در این کتاب نشان خواهیم داد در حالی که سکوت و کم حرفی ماده ها زنان یکی از ویژگی های کلیدی بسیاری از نظام های جفتگیری پستانداران است این ویژگی کاربرد خاصی برای موجودات انسانی و به همان شکل برای نخستی هایی که نزدیکترین خیشاوندی را با ما دارند ندارد به دلیل آزادی جنسی که داروین در دنیای اطرافش میدید در سرگشتگی از اینکه آیا انسانهای اولیه هم چند همسر بودهاند یا نه نوشت نقل با توجه به اینکه عادات اجتماعی مرز همواره به همین شکل کنونی بوده است و اکثر موجودات وحشی چند همسر بودند محتمل ترین نگرش این است که مردان کهن از ابتدا در جوامع کوچکی میزیستند که هر یک از آنان میتوانستند به میزان توان حمایتی خود جفت جنسی داشته باشند این امر حسادت جنسی آنان به یکدیگر را برمیانگیخت پایان نقل قول تأکید از نویسندگان است روانشناس تکاملی استیون پینکر نیز که ظاهرا عبارت عادات اجتماعی مرد همواره به همین شکل کنونی بوده است را حتی با علم به دانش ناکافی داروین پذیرفته است در اظهارات بیپردهاش میگوید نقل قول در تمام جوامع سکس دست کم تا حدودی کثیف قدم داد می شود. به همین خاطر در خلوت انجام می شود. به شکل وسواس فکری در میآید به واسطه سنت ها و تابوها کنترل می شود. موجبات بدنامی افراد را فراهم نموده و موجب تقیان حسادت جنسی می شود. پایان نقل قول ما در این کتاب نشان خواهیم داد که گرچه به راستی سکس از طریق سنت ها و تابوها کنترل می شود استثناهای متعددی برخلاف گفته های پینکر وجود دارد. مثل اکثر ما داروین نیز تجربه های شخصی یا تجربه های شکست اش را در داخل فرزی هایش گنجاند و به زندگی همه انسان ها تعمیم داد. جان فالز در کتاب زن وکیل فرانسوی The French Lieutenant's Woman سحنی از ریاکاری جنسی را ترسیم می کند که دارای ویژگی های دنیای داروین است. فولز در توصیف انگلستان قرن 19 ها می نویسد اصلی که در آن زن مقدس بود و در این حال شما می با چند پوند یک دختر 13 ساله بخرید. اگر هم تنها برای یک یا دو ساعت او را لازم داشتید چند شلینگ کفایت می کرد. بدن زن هرگز به اندازه آن دوران از نگاه ها پنهان نمانده بود حال آنکه توانایی های هر مجسم سازی را بر اساس تبهرش در حکاکی زنان بره نمی سنجیدند عموما مدعی بودند که زنان چیزی به نام اورگاسم ندارند با این وجود هر تن فروش جنسی آموزش دیده بود تا وانمود کند که به اورگاسم میرسد پایان نقل قول اگرچه نظریات زیگموند فروید دچار ها و اشتباهاتی بود وی به درستی فهمیده بود که تمدن ما عمدتا به واسطه سرکوب انباشت و هدایت شور جنسی لیبیدو به مسیری دیگر بنا شده است در زمینه حفاظت از پاکی جسم و ذهن در دوره ویکتوریایی والتر هوکتون در اثر خود کالبد ویکتوریایی ذهن The Victorian Frame of Mind میگوید نقل پسران آموخته بودند تا نگاهی آمیخته با ترس و احترام به زنان داشته باشند آنان زنان زیبا خواهر مادر و همسرشان را بیش از آنکه موجوداتی انسانی بدانند فرشتگانی آسمانی تجسم میکردند تصویری که نه تنها عشق را از سکس جدا می کند بلکه عشق و پاکی پیش از ازدواج را مقدس و قابل ستایش می داند. پایان نقل قول از سوی دیگر مردان زمانی که از ستایش پاکی خواهران مادران دختران و همسرانشان خسته می شدند، اتش جنسیشان را با استفاده از تنفروشان جنسی ارضا می کردند و در این حال وجود تنفروشان جنسی را تهدیدی برای ثبات خانوادگی و اجتماعی زنان پاکدامن می دانستند. فیلسوف قرن 19 هام آرتور شوپنهاور بر پایی مشاهداتش میگوید نقل قول فقط در لندن 80 تنفروش وجود دارد. آیا آنها قربانیان قربانگاه تک همسری نیستند؟ پایان نقل قول قطعاً چارلز داروین بی تأثیر از اروتوفوبیا شهوت حراسی اصل خودش نبوده است. در واقع او به شکل ویژه‌ای تحت تأثیر فضای آن دوره و نیز آوازه و بیشرمی پدر بزرگش اراسموس داروین قرار داشته که از طریق برقراری روابط جنسی خارج از ازدواج با زنان مختلف بچه دار شدن از آنها و حتی اشاره های بی پرده به آین های سکس گروهی در اشعارش به سنت های جنسی روزگار خیش دهن کجی کرده بود. ضمن آنکه مرگ مادر داروین در حالی که او هشت سال بیشتر نداشت حس او به زنان به مسابع فرشتگانی معلق در هوا با امیال زمینی را تشدید کرده بود جان بالبی روانپزشکی که زندگی داروین را به طور گسترده ای مورد بررسی و تحلیل قرار داده است کودکی داروین را همراه با استراب، افسردگی، سردردهای مزمن، سرگیجه، حالت تهوع، استفراغ و گریه های هیستریک ناشی از جدایی فقدان مادر توصیف می کند. بالبی برای حمایت از تفسیر خود به بازخانی نامه ای می که داروین در بزرگسالی به پسر امویش که همسرش فوت کرده بود نوشته است. نقل قول هرگز در زندگیم خیشاوند نزدیکی را از دست ندادم. پایان نقل قول بالبی می گوید ظاهراً داروین خاطرات مرگ مادرش را سرکوب کرده است. در ادامه نامه می نویسد نقل قول و به جرأت میگویم که نمیتوانم سنگینی غمی چون این جانکاه را که شما در آن قرار دارید تصور کنم پایان نقل قول شاهد دیگری که بر این ضربه روانی گواهی میدهد نوه داروین است او با بازگویی خاطراتش می نویسد وقتی دور هم جمع می شدیم تا بازی کلمات را انجام بدهیم اگر کسی در خلال بازی حرف ام بزرگ را به ابتدای کلمه آدر می افسود مادر داروین دست پاچه می شد. او پیش از آنکه بخواهد کلمه را به زبان آورد کلی به آن خیره میشد آنقدر که بقیه را کلافه میکرد ظاهرا بیزاری و وسواس ذهنی مفرت دوره ویکتوریایی نسبت به تمایلات جنسی در دختر بزرگ داروین هنریتا نیز ریشه دوانده بود او که آثار پدرش را ویرایش می کرده است با مدادی آبی بر روی جملاتی که نامناسب میدانسته خط کشیده است برای مثال در بیوگرافی که چارلز داروین از پدر بزرگ آزاداندیش خیش آورده است، هنریتا اشاره داروین به عشقهای آتشین اراسموس به زنان را قلم گرفته است. او همچنین عبارتها و جملات اهانت آمیز را از کتاب تبار انسان و بیوگرافی که داروین از زندگیش نوشته است، حذف کرده است. هنریتا عزم خود را جزم کرده بود تا تنها به حذف واژه ها و عبارت که رنگ و بوی جنسی داشتند اکتفا نکند او دشمنی عجیب و غریبی با قارش های فالوس راونلی داشت که هنوز هم در بیشه های اطراف خانه داروین می رویند. ظاهرا شباهت این نقاش با آلت جنسی مردان دلیل بیزاری هنریتا از آنان بوده است. همانطور که خواهرزاده هنریتا سالها بعد یادآور شد، نقل قول، ام هنریتا سبد و چوب دستی نکتیزی را بر می داشت و لباس و دستکش های ویژه شکار می پوشید و شروع به جستجوی این قارش ها می کرد. در پایان روز امه هنریتا لباس دستکش و سبد استفاده شده را به مخفیانه ترین شکل ممکن به اتاق نشیمن برده و به از چشم زنان جوان خدمتکارش می سوزند. پایان نقل قول امیدواریم دچار سوء تفاهم نشوید. داروین دانش فراوانی داشت و شایسته جایگاهی در معبد متفکران بزرگ است. او نابغه بزرگی بود و ما هم احترام بی پایانی برای او قائل هستیم. با این وجود مثل اغلب نابغه های مزکر دانش و شناختش در مورد زنان بسیار ناچیز بود و این باعث شده بود تا در زمینه رفتار جنسی انسان بیشتر در سایه حدس و گمانهایش پیشروی کند گویا تجربه جنسیش به همسرش اما بجوود محدود شده بود طی سفرهای دریایی که با کشتی بیگل به گوش و کنار جهان داشت ظاهرا شناس جوان ما هرگز مثل بسیاری از دریا نوردان آن دوران در جستجوی لذتهای جنسی به سواحل دریا نمیرفت داروین بسیار پرهیزکارتر از آن بود که دست به چنین اعمالی بزند رویکرد انجیلی او به چنین موضوعاتی حتی پیش از آنکه زن خاصی را به همسری برگزیند در الزام محتاطانهاش به امر زناشویی و در لابلای نوشتههایش مشهود است حجر سازی ماقبل تاریخ عبارت عادات اجتماعی مرد همواره به همین شکل کنونی بوده است به هر دردی میخورد جز اینکه داده معتبری را برای فهم شرایط مقبل تاریخ در اختیار ما قرار دهد اگر بخواهیم با استناد به چنین دادههایی به جستجوی گذشته های دور بپردازیم بیش از آنکه به دیدی علمی برسیم به سمت خلق افسانه های خود توجیهگر کرد سوق داده می امروزه واژه افسانه میث غالبا برای اشاره به موضوعات نادرست یا دروغین به کار می روید. اما چون این روی کردی امیخترین کار کرده افسانه را مخشوش می زازد که همانا یک پارچه سازی موضوعات بظاهر بی ارتباط و ارائه آنها در قالب یک داستان منسجم است. روانشناسان دیوید فاینشتاین و استنلی کریپنر می افسانه پردازی همچون یک دستگاه بافندگی است که ما از طریق آن مواد خام به دست آمده از تجربیات روزمره را به شکل یک داستان منسجم می بافیم. اما این دستگاه بافندگی زمانی نیرنگالود می شود که ما در مورد تجربیات روزمره اجداد خود در 20 یا سی هزار سال پیش دست و افسانه پردازی بزنیم. قالب اوقات ما صحباً تجارب کنونی خیش را در داخل تار و پود ما قبل تاریخ می بافیم. ما این پروژه عظیم نسبت دادن فرهنگ های کنونی به گذشته های دور را اصطلاحاً اصر هجرسازی می نامیم. همانطور که شخصیت های کارتون اصر حجر به ظاهر یک خانواده اصر حجری متمدن بودند، نظریه های علمی معاصر در رابطه با دوران ما قبل تاریخ نیز غالباً به واسطه فرضیاتی که به ظاهر تصویر کاملی از آن دوران میدهند تحریف شده است. فرضیاتی که میتواند ما را از مسیر دستیابی به واقعیت دور کند. پروژه اصر سازی ما قبل تاریخ حداقل سه در بزرگ روشن فکر دارد. هابس، روسو و مالتوس. تاماس هابز 1588 تا 1679 فردی تنها و بیکس بود که وحشت زده از جنگ زمانی خود در پاریس پناهندگی گرفته بود. او زمانی اصر حجری شد که ابهاماتی را در مورد ماقبل تاریخ مطرح کرد و مسرانه اظهار داشت که زندگی بشر در ماقبل تاریخ نیز مثل اکنون با بدبختی همراه بوده است. زندگی که ویژگی های آن انزوا، فقر، خباست، حیوان صفتی و طول عمر کوتاه بوده است. او شباهت بسیار زیادی بین ما قبل تاریخ و دنیای اطرافش در قرن هفته هم میدید. این نوع نگاه بعدها در یک چارچوب روانشناسانی بسیار متفاوت توسعه داده شد. ژان ژاک جا روسو 1712 تا 1778 رنج و پلیدی جوامع اروپایی را مینگریست و گمان میبرد که علت آن فساد سرشت انسان اولی است. داستانهای تعریف شده توسط مسافران ناآگاهی که به میان بومیان آمریکا می‌رفتند، به تخیلات او در این زمینه دامن می‌زد. نوسان این پاندول روشنفکری منجر به آن شد که نگرش هابس چند دهه بعد تجدید حیات یافته و این بار از زبان تاماس مالتوس 1766 تا 1834 شنیده شود. مالتوس مدعی بود که با قوانین ریاضی ثابت کرده است که فقر شدید انسان و استیصال ناشی از آن موقعیتی است که از ازل همراه انسان بوده است به باور مالتوس با محاسبه ریاضیوار تولید مثل انسانها ها در میابیم که فقر یک پدیده ذاتی و طبیعی است مادامی که جمعیت به طور هندسی جیومتریکلی افزایش میابد یعنی هر نسل نسبت به نسل قبل دو برابر شود دو، چهار، هشت، شانزده، سی و دو و کشاورزان تنها میتوانند منابع غذایی را به طور حسابی اریتمتیکلی افزایش دهند یک دو سه چهار هرگز نمیتواند غذای کافی برای همگان وجود داشته باشد بنابراین مالتوس نتیجه گرفت که فقر به همان اندازه پدیده های مثل باد و باران اجتناب ناپذیر است کسی در این بین مقصر نیست این مسیر و سرنوشت ازلی ابدی بشر است این نتیجه گیری کام ثروتمندان و صاحب قدرتان را در جامعه شیرین می کرد. همان کسانی که مترصد فرصتی برای توجیه رنج و بدبختی های فقرا به مسابع واقعیتی گریز نپذیر و ترویج ایده خوش اقبال بودن خودشان در دستیابی به ثروت و قدرت بودند. کشف داروین در واقع هدیه‌ای بود از جانب دو توماس وحشت زده، توماس هابس و توماس مالتوس. با توصیف مبسوط هرچند نادرست هابس و مالتوس از سرشت انسان و شرایط زندگی انسان مقبل تاریخ زمینه فکری لازم برای تولد نظریه انتخاب طبیعی داروین فراهم شد متاسفانه فرضیات سراسر اصر هجری آنان به طور کامل در تاروپود اندیشه داروین نشست و با سرسختی بسیار تا امروز پا برجا ماند تصویری که از ماقبل تاریخ در محافل علمی دنیا ترسیم شده است غالبا رنگ و بوی افسانهای به خود گرفته است ما بر این باوریم که به طور کلی افسانه پذیرفته شده درباره خواستگاه و سرشت تمایلات جنسی انسان نه تنها پشتوانه علمی ندارد بلکه تداوم این روایت غلط بسیار مخرب و ویرانگر خواهد بود پذیرش این روایت غلط موجب تحریف درک و فهم ما از ظرفیت ها و نیازهایمان می شود. به تعبیری تبلیغات کازبیست برای لباسی که تقریبا اندازه تن هیچ کس نیست با این حال همه گمان می که چاره دیگری نیست و باید آن را بخریم و بپوشیم طی قرنها مراجع مذهبی این روایت غلط از سرشت انسان را ترویج کردند در مورد خطر شیاطین سخنرانی کردند زنان را هیرهگر و فریب کار معرفی کردند کسب دانش در زمینه مسائل جنسی را حرام اعلام کرده و در و رنج بشر را ازلی ابدی دانستند بعد از گذشت قرنها رویکرد مذکور این بار تحت لوای علم و آن هم در جوامع به اصطلاح سکولار سخت جانی می نمونه ها در این زمینه فراوان است. نوشته ای از انسانشناس اوون لوفجوی در مجله معتبر ساینس تاکید دارد که نقل قول خواستگاه خانواده هستهی و رفتار جنسی انسان احتمالاً به پیش از دوره پلیستوسن یک و هشته میلیون سال قبل باز می گردد. پایان نقل قول انسانشناس مشهور هلن فیشر نیز همسو با لوجوی می نویسد نقل قول آیا تک همسری طبیعی و ذاتی است؟ و بیدرنگ پاسخ میدهد بله سپس میافزاید در میان موجودات انسانی تک همسری الگوی غالب است پایان نقل قول مت ریدلی جانورشناس و نویسنده مطالب علمی با استناد به فواید تغذیهای فرضی برای تکمسری دست به گمراه سازی میزند نقل قول مغزهای بزرگ نیازمند گوشت بودند و به اشتراک گذاری خوراک امکان یک تغذیه گوشتی را میداد چون حتی مردی که در شکار موفق به به دست آوردن گوشت نمیشد آسود خاطر بود که سهمی از گوشت به او تحویل داده خواهد شد در عین حال به اشتراک گذاری خوراک نیازمند مغزهای بزرگ بود چون بزرگ بودن مغز امکان محاسبه دقیقتر سهم خوراک را میداد و از فریبکاری جلوگیری میکرد پایان نقل قول تا اینجا همه چیز خوب است اما از اینجا به بعد ریدلی مباحث جنسی را به هنرنمایی خود میافزاید نقل قول تقسیم جنسی کار موجب توسعه تک همسری شد. زین پس پیوند جنسی یک ایکانامیک یونیت واحد اقتصادی محسوب می شد و تک همسری به انتخاب جنسی نیوتنی منتهی شد. به واسطه اعطای یک ارزش مضاعف به خصیصه جوانی در جفت های جنسی. پانویس مترجم نیوتنی حفظ خصوصیات کودکی در بزرگسالی. سالی مثلا همه حیوانات در کودکی کنجکاوند و در بزرگسالی این کنجکاوی را از دست می دهند. اما در نخستی های عالی و به ویژه انسان این استعداد در بزرگسالی نیز ادامه پیدا می کند. این در واقع یک صفت نیوتونیک در این موجودات است. نیوتونی در مورد صفات جسمانی نیز می تواند باشد. پایان پانویس مثل رقصیدن با موزیک والز می ماند. با یک فرز به داخل فرز بعدی می رویم و دست آخر وارد مارپیچی می شویم که به راحتی خودش را توجیح می کند و توضیح می دهد که چگونه ما به شکل کنونی تکامل یافته توجه دارید که چطور هر عاملی عامل بعدی را پیشگویی می کند و دست آخر همگی در منظومه ای جمع می شوند که به ظاهر تکامل جنسی انسان را توضیح می دهد. برخی از ستارگانی که وجودشان در این منظومه قطعی دانسته می شود از ترقیب شدن مردان مقبل تاریخ به سرمایه گذاری روی یک زن خاص و فرزندانش. حسادت جنسی مردان مقبل تاریخ و وجود معیار دوگانه درباره خود خودمختاری جنسی مردان و زنان. بی اطلاعی مردان مقبل تاریخ از زمان تخمک دوره باروری زنان، تخمک پنهان. فریبکاری و خیانت بدنام کننده زن که در بسیاری از فرهنگهای کنونی وجود دارد. این منظومه است که ما با آن مواجهیم. نقمه قدرتمند که از خودش نیرو می گیرد و روز و شب از برج آج دانشگاه ها به ما تحمیل می شود. با این وجود اشتباه است، خیلی هم اشتباه است. اعتبار علمی این روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی به همان اندازه داستان آدم و حواست. در واقع از بسیاری جهات این یک بازخانی مجدد تحت لوای علم از داستان حبوط انسان به دلیل گناه نخستین است که شرح آن در تورات آمده است. بار دیگر تحت لوای علم، واقعیت های مربوط به سرشت جنسی انسان در پس برگ انجیری از محافظ کاری منسوخ دوره ویکتوریایی پنهان شده است. اما علم واقع نگر در مقابل علم افسانه‌ای دوستکی نگاهی به آن سوی این برگ انجیر خواهد انداخت. داروین بر این باور بود که تغییرات تکاملی از طریق دو سازوکار بنیانی رخ می دهد. نخستین سازوکار همان انتخاب طبیعی است. هربرت اسپنسر بعدها برای توضیح این سازوکار از عبارت بقای اصله Survival of the fittest استفاده کرد. گرچه اکثر زیست شناسان هنوز هم اصطلاح انتخاب طبیعی را ترجیح می دهند. قبل از آنکه به این مبحث ادامه دهیم لازم است دو بدفهمی متداول در مورد تکامل زیستی را گوشت زد کنیم. یکم تکامل evolution به معنای کامل شدن موجودات نیست. به زبان ساده انتخاب طبیعی به معنای آن است که گونه های مختلف برای انتباق یافتن با تغییرات محیطی دستخوش تغییر می شوند. دوم فهمی قدیمی که ریشه در نظریه داروینیسم اجتماعی دارد معتقد است که تکامل فرایندی است که طی آن انسانها یا جوامع انسانی ترقی می کنند و وضعیتشان روز به روز بهتر می شود. اما این چنین نیست برمیگردیم به مبحث انتخاب طبیعی آن دسته از ارگانیسم‌ها یا موجودات زنده‌ای که در یک شرایط چالش برانگیز توانایی بیشتری برای بقا داشته باشند امکان بیشتری برای تولید مثل خواهند داشت در نتیجه کدهای ژنتیکی آنها نسبت به سایرین برای تولید مثل در آن محیط جغرافیایی دارای برتری هستند. با این حال محیط هر لحظه می تواند تغییر کند و این برتری را خنثی سازد. داروین نخستین کسی نبود که به وجود نوعی روند تغییر و تحول در جهان طبیعی پی برده بود. پدر بزرگ او اراسموس نیز فرایند تمایز ویژگی های آشکار در بین گیاهان و حیوانات را تشخیص داده بود. آنچه بیپاسخ مانده بود این بود که این فرایند تغییر و تحول چگونه رخ می دهد؟ از طریق چه سازوکاری گونه ها از یکدیگر متمایز می شوند؟ داروین به طرز خاصی تحت تأثیر تفاوت های ظریف سهره های دریایی بود که در جزایر مختلف گالاپاگوس دیده بود. این بینش و بصیرت داروین را بدین باور رسانده بود که محیط عاملی تعیین کننده در این فرایند است با این حال او تا مدتها راهکاری در دست نداشت تا بتواند توضیح دهد که محیط چگونه ارگانیزم ها را از نسلی به نسل دیگر تغییر می دهد. روانشناسی تکاملی چیست و چرا باید هوشیار بود؟ از زمانی که داروین کتاب منشای انواع را منتشر کرد، نظریه تکاملی را تقریبا در هر زمینه به کار بردند. در حالی که خود او از بیم کشفهمی هایی که پیش بینی می کرد پس از انتشار کتابش به افتد، برای دهها نظریش را ارائه نکرد. تا مدتها کاربرد نظریه تکامل زیستی در این حد بود که به شما بگوید چرا گوشهای انسانها در پهلوی سر و چشمهایش در جلوی سر قرار دارند یا چرا چشمهای پرندگان در پهلوی سر قرار دارد و گوشهایشان ابدا قابل رؤیت نیست ضمن آنکه نظریه تکامل زیستی تبیینهایی را در زمینه نحوه تغییر و تحول اندامهای بدن ارائه میداد اما در 1975 ادوارد ویلسون طرحی بنیادین را پیش کشید در گام نخست در کتاب بحث برانگیزش زیستشناسی اجتماعی سوسیوبیولوژی این باور را مطرح کرد که نظریه تکاملی نه تنها می تواند بلکه باید علاوه بر تبیین اندامها به تبیین رفتار اجتماعی نیز بپردازد بعدها برای آنکه سریعا از اوجگیری ذهنیت های منفی به دلیل برخی شباهت های نظریش به علم اصلاح نژادی که توسط پسر داروین فرانسیس کالتون پای گذاری شد پیشگیری شود این روی کرده در نامگذاری مجدد روانشناسی تکاملی Evolutionary Psychology نامیده شد. ویلسون اصرار داشت که نظریه تکاملی را به چندین پرسش اصلی و محوری مرتبط سازد که اهمیت زیادی دارند. ذهن چگونه کار می کند و عمیقتر از آن چرا به این روش کار می کند و نه روشی دیگر تا از رهگذر پاسخگویی به این دو پرسش مشخص شود که سرشت قایی بشر چیست ویلسون بر این باور بود که نظریه تکاملی داروین بنیانی ترین و ضروری ترین فرضیه است که برای هر نوع بررسی جدی از موقعیت کنونی انسان باید آن را در نظر داشت و بدون توجه به آن بررسی ها و تفسیرهای علوم اجتماعی و سایر رشته‌ها به سطح پدیده ها محدود خواهد شد. درست مثل این میماند که علم نجوم بدون توجه به قوانین فیزیکی و ریاضیات بدون توجه از جبر و هندسه به بررسی مسائل بپردازند. با انتشار کتاب زیست شناسی اجتماعی و سه سال بعد درباره سرشت بشر آن هیومن نیچر از ادوارد ویلسون نظریه پردازان تکاملی کم کم کار بررسی چشم ها، گوش پر و بالها ها و پوشش پوستی موجودات را کنار گذاشتند و به موضوعات بسیار بحث برانگیزی مثل عشق، حسادت جنسی، انتخاب جفت جنسی، جنگ، قتل، تجاوز جنسی و نظایر آن پرداختند. قرولونت های فراوان دانشمندان مشتاق این رشته تلویحا اشاره به آن داشت که افکار و احساسات ما به همان شکلی که ساختار جمجمه یا طول انگشتانمان تحت تاثیر وراست زیستی و کدگذاری های ژنتیکی هستند گریز ناپذیر و تغییر ناپذیرند طولی نکشید که تحقیق در حوزه روانشناسی تکاملی بر تفاوت میان مردان و زنان انگشت گذاشت و از پدیده تولید مثل برای شکل دهی به فرضیه برنامه‌ریزی ژنتیکی متضاد مردان و زنان سود جست. منتقدان صدای پای جبرگرایی نژادی و تبعیض جنسی کوتهبینانه ای را میشنیدند که قصد داشت قرنها سلطه بردگی و تبعیض را توجیه کند ویلسون هرگز معتقد نبود که وراست ژنتیکی تنها عامل ایجاد کننده پدیده های روانی است و صرفا تندنسیز امیال تکامل یافته هستند که بر جنبه کاگنیشن شناختی و رفتاری انسان تاثیر میگذارند با این حال بینش متعادل ویلسون به سرعت هیزم مباحثه های شد که نهایتا به تحریف دیدگاه او انجامید. روی کرده غلط مدافعان ویلسون به واکنش افراطی از سوی بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی انجامید. این دانشمندان معتقد بودند که انسانها تقریبا به طور کامل موجوداتی فرهنگی هستند. لوهای سفیدی که مهر جامعه بر آنها میخورد. ضمن آن که دیدگاه ویلسون برای سایر اهالی دانشگاهی هم مقبول افتاد کسانی که اشتیاق فراوانی به وارد کردن یک روانشناسی علمی عینی تر به داخل رشته هایی داشتند که تا آن زمان بیش از حد ذهنی علم داد می شدند. پانویس مترجم بیش از همه منظور رشته های حوزه علوم اجتماعی است. پایان پانویس پس از گذشت دهه ها دو طرف این مجادله همچنان پای مواضع افراطیشان ایستادند. یک گروه رفتار انسان را نتیجه جبر ژنتیکی میداند و گروه دیگر رفتار انسان را نتیجه جبر اجتماعی فرهنگی میداند همانطور که احتمالا میدانید با توجه به یافته های علمی جدید این دو موضع افراطی دیگر اعتبار گذشته خود را ندارد با این حال هنوز هم برخی از دانشمندان رشته روانشناسی تکاملی مدعیاند که سرشت انسان کهن است که ما را به جنگ با همسایهمان فریب دادن همسرانمان و سوءاستفاده از کودکان سوق میدهد آنان مدعیاند که تجاوز جنسی مایی تأسف است اما تا حدود زیادی یک استراتژی تولید مثلی موفقیت آمیز محسوب می شود. عشق رمانتیک که صرفا به تحولات شیمیایی مغز مربوط می شود باعث می شود که ما در چارچوب عشق والدینی دوام بیاوریم و از گزند مسئولیت پذیری در امان بمانیم. در واقع کل این روایت بر تقلیل تعاملات انسانی به جستجوی منفعت شخصی بنا شده است. البته دانشمندان زیادی هستند که در زمینه روانشناسی تکاملی، نخواستی شناسی، زیست شناسی تکاملی و سایر رشته ها مشغول به کارند و اثری هم از این روایتی که ما در حال نقد آن هستیم در کار دیده نمی شود. امیدواریم ما را ببخشند اگر گاهی اوقات به نظر می رسد که مطالب گسترده را خیلی فشرده، مختصر و بدون تفکیک این ظرافت ها و تفاوت ها پیش می بریم. خوانندگانی که در جستجوی جزئیاتی از این دست هستند می توانند از یادداشت های نویسندگان که در انتهای کتاب آمده است استفاده کنند. در روایت مرسوم روانشناسی تکاملی چندین تناقض به چشم می خورد. اما یکی از متناقض ترین فرضیه ها ناچیز شمردن شور جنسی زنان است. بر این روایت همانطور که تا اینجا بارها گفتیم زنان گزینشی عمل می کنند و به لحاظ جنسی محتاط هستند. از سوی دیگر مردان تمام نیرویشان را صرف تلاش برای جذب آنان می کنند. های پرزرق و برق، استفاده از ماشین های اسپورت پر جازبه و فتح قله‌های های شهرت و قدرت تا زنان کمبور را مجاب به نزدیکی جنسی با خود کنند. روایت مذکور بران است که سکس برای زنان حل محور امنیت عاطفی و مادی رابطه می چرخد و نه لذت جسمی. داروین نیز با این دیدگاه موافق بود. کمرویی زن که او را نیازمند اظهار عشق از سوی مرد می کند، عمیقا در نظریه انتخاب جنسی او گنجانده شده است در گذشته این اعتقاد وجود داشت که اگر زنان به اندازه مردان شور جنسی داشتند جامعه خود به خود فرو می پاشید. آنچه که لورد اکتون در سال 1875 اعلام کرد صرفا همان چیزی بود که همگان با آن باور داشتند نقل قول برای جامعه جای بسی خوشحالی است که اشتیاق جنسی زنان از هر نوعی که باشد به دلیل ناچیز بودنش چندان دردسرساز نیست پایان نقل قول علیرغم اینکه بارها اطمینان داده شده که زنان موجودات جنسی خاصی نیستند مدت هاست که در فرهنگ های مختلف جهان مردان شدیدن شور جنسی زنان را کنترل می کنند. با خسنه کردن با تحمیل چادرهای تمام قد، با سوزاندن آنان در قرون وسطا با ترد تنفروشان از جامعه به بهانه سیری ناپذیری جنسیشان با منحرف و حرز تلقی کردن زنان با صدور احکام پزشکی پدر آبانه مبنی بر حشری بودن بیش از حد آنان و با تمسخر بیوقفه زنانی که تمایلات جنسیشان را به راحتی بروز میدهند. همه اینها قطعاتی از یک کارزار جهانی بودند که تلاش داشتند همین به اصطلاح شور جنسی ناشیز زنان را هم به انقیاد درآورند. تریسیاس خدای یونان روی کرد منحصر به فردی درباره لذت جنسی مردان و زنان داشت تجربه های گسترده و منحصر به فرد او موجب شد که نخستین زوج معبد خدایان یونان زئوس و هرا برای حل مجادله زناشویی دراز مدتشان نزد ترسیاس رفته و از او بپرسند چه کسی بیشتر از سکس لذت میبرد مرد یا زن زئوس مطمئن بود که زنان بیشتر لذت میبرند در حالی که هرا دوست داشت پاسخ هر دو باشد ترسیاس گفت نه تنها زنان بیش از مردان از سکس لذت میبرند بلکه لذت آنان نه برابر لذت مردان است پاسخ تیرسیاس آنچنان هرا را براشفت که با دست زد چشم تیرسیاس را کور کرد حس مسئولیت پذیری زئوس در قبال آسیبی که به تریسیاس وارد آمده بود وی را بران داشت تا با اعطای توانایی پیشگویی به تریسیاس آسیب وارده را به نوعی جبران کند از اینجا به بعد بود که تیرسیاس در عین کوری با استفاده از توانایی اعطا شده توسط زئوس می توانست سرنوشت هولناک اودیپوس را که ندانسته پدرش را می کشد و با مادرش ازدواج می کند پیشا پیش ببیند. پتروس اسپانیوس پیتر سپین معلف یکی از مشهورترین کتب پزشکی قرن سیزدهم هنگامی که با همان پرسش خدایان یونان مواجه شد تیزهوشانه عمل کرد پاسخ پتروس این بود نقل قول درست است که زنان به لحاظ کمی لذت بیشتری را تجربه می کنند اما لذت جنسی مردان کیفیت بالاتری دارد. پایان نقل قول کتاب پتروس در بردارنده 34 نوع دارو برای تحییج جنسی، 56 دستور و عمل برای افزایش شور جنسی مردان و توصیه برای زنان جهت پیشگیری از بارداری بود. گویا تیز هوشی پتروس توصیهش مبنی بر کنترل بارداری یا عدم تعصبش نسبت به مسائل جنسی بود که منجر به یکی از چرخش های تراژیک و عجیب و غریب در تاریخ بشر شد. در 1276 پتروس به عنوان پاپ ژان پل 21 انتخاب شد. اما تنها نه ماه بعد زمانی که در اتاق خوابش بود سقف کتابخانهاش به طرز مشکوکی بر روی او فرود آمد و منجر به مرگش شد. شاید بگویید اهمیت تاریخی هر یک از این رخدادها برای انسان معاصر چیست؟ اصلا چه اهمیتی دارد کشف فهمی هایی را که در طی تاریخ پیرامون تکامل جنسی انسان شکل گرفته اصلاح کنیم؟ خب فکر می کنید اگر همگان در طی تاریخ میدانستند که زنان به همان اندازه مردان یا دست کم در مواقعی که شرایطش پراهم باشد از سکس لذت میبرند، اگر داروین بر پایه سوگیری ویکتوریاییش در مورد تمایلات جنسی زنان اشتباه نمی کرد، شرایط امروز ما همینطور بود. چطور می شد اگر بزرگترین راز دوران ویکتوریایی این بود که مردان و زنان هر دو قربانی تبلیغات ناسحیح درباره واقعیت سرشت جنسی انسان هستند و جنگ بین جنس ها دیدگاهی که امروزه هم رایج است یک سوء برداشت از تفاوت موجود میان زنان و مردان است در ابتدای قرن 21 هنوز هم ما گرفتار اظهارات بیپای و اساسی هستیم که مسرانه لذت ازدواج، کمرویی جنسی زنان و احساس رضایت نسبت به تک همسری را امروز ذاتی میپندارند. همانطور که لورا کیپنیس نویسنده و منتقد رسانه ها میگوید نقل قول در دنیای امروز ما زیر فشار ناشی از استراب رابطه های عاطفی جنسی هستیم زیرا انتظار داریم احساس ما نسبت به شریک عاطفی جنسیمان و جذابیت های جنسی او برای ما تا پایان عمر باقی بماند حال آنکه کوهی از شواهد و مدارک وجود دارد که عملی بودن چون این چیزی را به چالش می تلبد. پایان نقل قول اکثر آن عشقهایی که رمانتیک و مقدس میدانیم در میدان جنگی بنا شده که در یک سوی آن تمایلات جنسی تکامل یافته و در سوی دیگرش افسانه های رومانتیک از ازدواج تک همسری قرار دارند. رویارویی این دو جبهه موجب ایجاد تنش ها و کشمکش های شدید می شود. همانطور که اندرو جی چرلین در اثر خود با نام ازدواج دورهای The Marriage Go Round بدان اشاره می کند، نتیجه این تعارض هر نشدنی بین آنچه که هستیم و آنچه که آرزو داریم باشیم چیزی نیست جز نقل قول آشفتگی زندگی خانوادگی در آمریکا، بحران نظام خانواده در این کشور و عوض کردن پی در پی جفت جنسی آن هم در مقیاسی که در کمتر جایی نظیرش دیده می شود. پایان نقل قول. در توضیح مورد آخر باید بگویم که پژوهش چرلین نشان می دهد که نقل قول تعداد شریک های عاطفی جنسی که آمریکایی ها در طول عمرشان تجربه می کنند بیش از مردمان سایر جوامع غربی است. پایان نقل قول. با این اصاف به ندرت شهامت مواجهه با آن دسته از شواهدی را داریم که تک همسری را زیر سوال میبرد آیا به راستی چنین شهامتی در ما وجود دارد در خلال یک بحث و گفتگوی عادی در مورد سیاست مداری که تا آن زمان ازدواجش به مدتی طولانی دوام آورده بود مجری برنامه مهمانش را غافل گیر کرد کمدین و منتقد اجتماعی بیل مار در یک برنامه تلویزیونی سوالی را از مهمانان برنامه پرسید که واقعیت های ناگفته ای را که در لایه های زیرین چنین این موقعیت هایی وجود دارد آشکار می سازد. نقل قول سوژه مورد نظر مردی است که چیزی حدود 20 سال است ازدواج کرده. پایان نقل قول بیل مار پرسید نقل قول او دیگر تمایلی به سکس با همسرش ندارد. شاید هم همسرش تمایلی به انجام سکس با او ندارد. به هر حال این بیمیلی وجود دارد راه حل پیشنهادی شما چیست با توجه به اینکه میدانیم این مرد دوست ندارد همسرش را فریب دهد از نظر شما راه حل درست کدام است آیا صرفا باید با این مسئله کنار بیاید و در باقی عمر هم به زندگی غیر جنسیش ادامه دهد و در همان سکس های انگشت شماری هم که با همسرش دارد تماما به شخص دیگری فکر کند پایان نقل قول سکوتی بین مهمانان برنامه حاکم شد و بعد از دقایقی طولانی سکوت شکسته شد سرانجام یکی از مهمانان برنامه گفت نقل قول راه حل درست آن است که این رابطه را ترک کند به هر حال او دیگر فردی عاقل و با تجربه است پایان نقل قول نفر بعدی همسو با نظر نفر قبلی گفت نقل قول طلاق در این کشور قانونی است پس می توانند طلاق بگیرند پایان نقل قول نفر سوم روزنامه نگار به نام پی جی اورورکه بود سرش را پایین انداخته بود و به کپشایش نگاه میکرد و چیزی هم نگفت ترک رابطه واقعا آیا رها کردن خانواده از سوی فرد گزینه مناسبی برای رفع این کشمکش درونی بین ایده های مقبول جامعه و واقعیت های جنسی دردسرساز است برمیگردیم به داروین تصور داروین از کمروی جنسی زنان تنها ریشه در فرضیات ویکتوریایش نداشت او علاوه بر نظریه انتخاب طبیعی سازوکار دیگری را برای تبیین تغییرات تکاملی پیشنهاد کرد که انتخاب جنسی نام گرفت پیشفرز اصلی نظریه انتخاب جنسی این است که در اکثر پستانداران جنس ماده نسبت به نر سرمایه گذاری بیشتری بر روی فرزندش انجام می دهد. ماده این سرمایه گذاری بیشتر را با بارداری، شیردهی و مراقبت بلند مدت از نوزاد انجام می دهد. به دلیل این نابرابری در هزینه های ناپذیر تولید مثل، داروین به این باور رسید که جنس ماده با وسواس بیشتری تن به برقراری یک رابطه جنسی می دهد. زیرا باید متقاعد شود که رابطه مزبور مناسب اوست. روانشناسی تکاملی نیز بر پایی این باور شکل گرفته که رویکرد نرها و ماده ها به جفتگیری ذاتا به شکلی برنامه ریزی شده که موجب کشمکش و ستیز بین دو جنس می شود. برپایی دیدگاه داروین از آنجا که ماده نری را انتخاب می کند که قوی بوده و بر سایر نرها غلبه کرده باشد معمولا رقابت شدیدی بین نرها در میگیرد گوسفندان نر سرهایشان را به هم می‌کوبند. تابوسهای نر پرهای رنگارنگشان را به رخ میکشند و به همان شکل مردان هدایای گران قیمت به زنان میدهند و در یک فضای رمانتیک قول میدهند که همیشه عاشق آنان بمانند داروین انتخاب جنسی را یک کشمکش و ستیز بین مردان برای دستیابی به منابع جنسی منفعل میدید. منظور از منابع جنسی منفعل زنان باروری هستند که به نر پیروز در این مبارزه تمکین خواهند کرد. او با قرار دادن این زمینه رقابتی در فرضیاتش معتقد بود که در یک شرایط طبیعی آمیزش جنسی سهلگیرانه و غیر متعهدانه بسیار بعید است. اما دستکم یک نفر از معاصران داروین با رویکرد او مخالف بود. او کسی نبود جز لویس هنری مورگان. لویس هنری مورگان لویس هنری مورگان 1818 تا 1881 حقوقدانی بود که شیفته تحقیق و مطالعه در این باره بود که جوامع بشری چگونه خودشان را سازماندهی کردند. قبیله سنکا یکی از مجموعه قبایل ایروکیز در آمریکای شمالی جایی بود که مورگان برای تحقیقاتش به میان آنان رفت. مورگان شبها را در خانهاش در حوالی روشستر نیویورک صرف مطالعه و نوشتن میکرد و تلاش داشت تا از روی کردی علمی برای فهم همزیستی های سمیمانه بومیانی استفاده کند که از تمدن کنونی بشر دور هستند. جدای از آن که تنها محقق آمریکایی که در کنار سهقول فکری همعصرش یعنی داروین، فروید و مارکس از او یاد می شود، بسیاری او را پرنفوذترین دانشمند اجتماعی عصر خود و پدر انسانشناسی آمریکا می‌دانند. مورگان به فرضیات داروین درباره محوریت رقابت جنسی در گذشته دور انسانها شک داشت همین شک او کافی بود تا خشم برخی از مدافعان داروین را برانگیزد هرچند خود داروین این گونه نبود بلکه به مرگان احترام میگذاشت و تلاشهای او را میستود در واقع مرگان و همسرش طی سفری به انگلستان شبی را در کنار خانواده داروین سپری کردند سالها بعد نیز دو پسر داروین نزد خانواده مورگان در شمال ایالت نیویورک زندگی کردند. مورگان به ویژه علاقه داشت تا روند تکامل ساختار خانواده و به طور کلی سازمان اجتماعی را مورد مطالعه قرار دهد. او با رد نظریه داروینی فرضیه ای را پیش کشید که بر اساس آن روابط جنسی با چند نفر به طور همزمان ویژگی دوره های قبل تاریخ بوده است، در آن دوران مردان به شکل چند همسر داشتن بیش از یک همسر و زنان به شکل چند شوهر داشتن بیش از یک شوهر زندگی می کردند. این الگو قدمتی به اندازه جوامع انسانی دارد. چون این خانواده ای نه غیر طبیعی و نه چیزی خارق العاده تلقی می شده است. مورگان افسود دشوار به نشان داد که نوع دیگری از ساختار خانواده در دوره های ابتدایی وجود داشته است. در ادامه میگوید هیچ راه گریزی از این نتیجه گیری وجود ندارد که آمیزش جنسی با چند نفر به طور همزمان ویژگی دوره های مقبل تاریخ بوده است هرچند که نوشته بسیار مشهور داروین این موضوع را دچار شبهه کرده است استدلال مورگان مبنی بر این که جوامع ما تاریخ ازدواج گروهی را تجربه کرده اند موقعیتی که اصطلاحاً The Primal Horde رمه آغازین و یا آمنیگمی همه همسری نامیده می شود، اصطلاح دوم متعلق به نویسنده فرانسوی شار فوری است. آنچنان اندیشه داروین را تحت تاثیر قرار داد که وی گفت تقریبا مسلم است که آین ازدواج به تدریج تحول یافته است و آمیزش با چند نفر به طور همزمان سابقا در تمام نقاط جهان به شدت مرسوم بوده است. داروین با تواضع و فروتنی مثال زدنیش پذیرفت که همکنون هم قوایلی وجود دارند که در آنها همه مردان و زنان قبیله همسر و شوهر یکدیگر هستند او با اج نهادن به تحقیق مرگان افسود آن دسته از کسانی که از نزدیک موضع را مطالعه اند و بررسیشان بسیار با ارزشتر از مطالعات من است معتقدند که ازدواج اشتراکی الگوی جنسی قالب و فراگیر در تمام نقاط جهان بوده است شواهد و مدارک در این زمینه بسیار قوی است به راستی همینطور است امروزه شواهد و مدارک مستقیم و غیر مستقیم بسیار قوی تر از آنچه که داروین یا حتی مورگان می توانستند تصورش را بکنند به دست آمده است در انتهای این فصل لازم است توضیحی درباره یکی از واجه های کلیدی این کتاب بدهیم اصطلاح پرومسکیوس رابطه جنسی با چند نفر به طور همزمان ممکن است برای افراد متفاوت معانی متفاوتی داشته باشد پس بهتر است ابتدا توضیح دهیم که منظورمان از آن چیست. وقتی میگوییم رابطه جنسی با چند نفر به طور همزمان، به هیچ وجه منظور ما این نیست که در آن دوران جفتیابی ها و روابط جنسی تصادفی و یا الله بوده است. چرا که در آن دوران هم انتخاب جفت تحت نفوذ ترجیحات جنسی فرد قرار داشته است. در ابتدا قصد داشتیم از واژه دیگری در این کتاب استفاده کنیم که به اصطلاح آری از مفهوم زننده باشد اما اصطلاحات دیگر حتی بدتر از این هستند هرزه شهوتران بدکاره بیبند و بار نظایران بنابراین به یاد داشته باشید آنجایی که ما آداب و رسوم جنسی جوامع متفاوت را توضیح می دهیم در حال توصیف رفتاری هستیم که از نظر مردم مورد بحث نرمال و طبیعی است در کاربردهای رایج رابطه جنسی با چند نفر به طور همزمان دلالت بر رفتاری غیر اخلاقی یا زشت دارد که از سر بیمسئولیتی و بیاتفهی انجام می شود. اما اکثر مردمی که ما توصیف خواهیم کرد به خوبی به ایفای نقش اجتماعی خود واقفند و از چارچوبی رفتار می کنند که مقبول جامعهشان است. آنها هر جمعش طلب متجاوز یا آرمانگرایان خیال پرداز نیستند. آنها را گروه های از شکارچیان در نظر بگیرید. خواه گروههایی که امروز هم وجود دارند خواه آنهایی که در دوره های ما قبل تاریخ میزیستند، که به ندرت شمارشان به 100 تا 150 نفر میرسد بنابراین محتمل است که هر یک از آنها عمیقا و به بهترین شکل ممکن جفت های عاطفی جنسیشان را بشناسند شاید بسیار بیشتر از یک زن و مرد امروزی که به شکلی اتفاقی و تصادفی با مشوقه هایشان آشنا شده و رابطه برقرار می کنند مورگان در اثر خود Ancient Society جامعه باستان به این نکته اشاره ای می کند چون این تصور نادرستی از وحشیانه بودن زندگی انسانها در جوامع ابتدایی نباید در ما ایجاد شود. الگوی آنها مربوط به ازدواج و روابط جنسی می شود و ربطی به بینزاکتی ندارد. زیستشناس آلن اف دیکسون که جامعه ترین پژوهش را در زمینه تمایلات جنسی نخستی ها برشته تحریر درآورده است، نکته مشابهی را در قالب آنچه که مالتی میل مالتی فیمیل نظام های جفتگیری چند نری چند ماده می مینامد بیان می کند. تحقیقات او حاکی از وجود خیشاوندی نزدیک بین ما و نخستی هایی مثل شامپانزه و بونوبا دیکسون می نویسد در میان گروه های نخستی که از الگوی جنسی چند نری چند ماده استفاده می کنند به ندرت جفتگیری ها به صورت الله بختکی و اتفاقی صورت می گیرد. به بیان دیگر شیوه انتخاب جفت در میان هر دو جنس شدیدا تحت تأثیر عوامل مختلفی مثل رفتار خیشاوندی، جایگاه اجتماعی، جذابیت جنسی و ترجیحات جنسی فردی قرار دارد. بنابراین کاملا در اشتباه هستیم اگر به چنین نظام های جفتگیری برشسب بیبند و بار بزنیم. به علاوه اگر زندگی انسان ها در ما قبل تاریخ را در قالب گروه های کوچک در نظر بگیریم بعید به نظر می رسد که اکثر آنان با ناشناس یا غریبه ها رابطه جنسی داشتند. پایان فصل دوم سرشت جنسی انسان فراز و نشیب روابط جنسی از ماقبل تاریخ تا امروز نویسنده کریستوفر رایان ساسیلدا جفا ترجمه محبود مهدیان راوی آرش پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف, آبای بوف. فصل سوم نگاهی دقیق تر به روایت مرسوم از تکامل جنسی انسان این فصل را با خبرهای خوب و بد آغاز می کنیم. خبر خوب تصویر ملالاوری که روایت مرسوم روانشناسان تکاملی از تمایلات جنسی انسان ارائه می دهند کاملا اشتباه است. نه مردان به شکلی تکامل یافتند که موجوداتی فریبکار باشند و نه زنان طی میلیون ها سال به شکل موجوداتی دروغ و تکامل یافتند تا با دل هایشان جیب مردان را خالی کنند. و اما خبر بعد، ابعاد به اصطلاح غیر اخلاقی تکامل زیستی گونی ما را به سمتی سوق داده است که نمیتوان آن را انکار کرد. انسان امروزی هوموساپینس به شکلی تکامل یافته که از نظر جنسی بدون شرم و خودداری رفتار کند. موجوداتی سرکش و سیری ناپذیر و شهبت انگیز. ماده های داغ و پر از شهوت. گرچه برخی از ما سعی کرده این با سرکوب این جنبه از سرشت زیستیمان آن را مدیریت کنیم اما این تکانه های نیمه هوشیار همچنان در اعماق وجود ما به قوت خیش باقی است. طی هزاران سال جوامع انسانی به طور مدام سعی داشتند با ایجاد دژ مستحکمی از گناه، ترس، شرم و ناقصسازی جسم و روان مثلا ختنه کردن زنان و مردان این امیال و تکانه ها را کنترل کنند. اما با وجود تمام کنترل های سفت و سخت این امیال زیستی نمیپذیرند که نادیده گرفته شوند. همانطور که فیلسوف آلمانی آرتور شوپنهاور خاطر نشان کرده است، فرد می تواند انتخاب کند که چه کاری انجام دهد، اما نمی تواند انتخاب کند که به چه چیزی نیاز دارد. بنابراین چه قبول بکنیم و چه نکنیم این امیال تکامل یافته بر سر موضع خود ایستاده و ما را با توجه بیشتر به خود فرا می خونند. البته انکار سرشت جنسی هزینه هایی در برداشته است. هزینه هایی که روز و شب برگرده مجردها، متعهلها، خانواده ها و کل جامعه سنگینی می کند. به قول ادوارد ویلسون، این شادکامی ماست که باید صرف زندانی کردن امیال زیستی و طبیعی شود. در هر حال اینکه سرمایه گذاری جامعه برای سرکوب تمایلات جنسی مفید است یا زیانبار موضوعی است که بررسی آن را به زمان دیگری موکول میکنیم در اینجا تاکید ما صرفا بر آن است که تلاش برای قرار گرفتن بر فراز طبیعت و غلبه بر سرشت زیستی خویش همواره مخاطره آمیز خواهد بود تلاشی است خسته کننده که غالبا منجر به پریشانی و دلازردگی می شود. هر گونه تلاش ما برای فهم این که چه کسی هستیم، چطور شد بدین نقطه رسیدیم و اینکه چه کاری می توانیم برای تغییر اوضاع انجام دهیم، مستلزم آن است که ابتدا بدون تعارف و به طور بی پرده با امیال جنسی تکامل یافتهمان رو در رو شویم. باید دید چرا این قدر در برابر خوشنودی و شادکامی جنسی انسان مقاومت می شود. چرا ازدواج به سبک و سیاق متعارف آن اینقدر دلزدگی به آورده است؟ چرا حملات بیوقفه علوم اجتماعی و پافشاریش بر طبیعی بودن تک همسری حتی نتوانسته جلوی آتش جنسی ممنوع شدن کشیشان، واعظان، سیاستمداران و, سیاست و پروفسورها را بگیرد؟ برای اینکه خودمان را آنچنان که هستیم ببینیم، ابتدا باید این موضوع را قبول کنیم که در میان تمام موجودات روی زمین هیچ گونه ای به اندازه هوموساپینس انسان امروزی چنین خلاقانه، مسررانه و پیوسته به دنبال فعالیت جنسی نیست. ما مدعی نیستیم که مردان و زنان احساسات اراتیسیزم جنسی کاملا یکسان و مشابهی دارند. اما همانطور که تیرسیاس متذکر شد، هر دوی آنها لذت قابل توجهی را در این زمینه کسب می کنند. درست است، آنان به طرق متفاوت به این امر می پردازند. شاید زنان به زمان نسبتا طولانی نیاز دارند تا موتور جنسیشان راه بیفتد اما وقتی این موتور گرم شد اکثر آنان کاملا مستعدان هستند که به مراتب دیرتر مردی را ترک کنند بی بیشترین علاقه مردان به ظاهر زنان است حال که اکثر زنان به دلیل دسترسی اندک به منابع به دنبال ویژگی هایی فراتر از ظاهر مردان هستند تا متقاعد به برقراری رابطه شوند و این هم واقعیت دارد که وضعیت زیست شناختی زنان موجب شده است تا آنان پیش از آنکه بخواهند با مردی بخوابند جوانب بیشتری را در نظر بگیرند. کومیدیان جری ساینفلد این تفاوت را با استفاده از اصطلاحات آتش و آتش نشان کرده است. از نظر جنسی، کشمکش بین مردان و زنان از آن روست که مردان مثل آتش نشان هستند. برای مردان سکس حالت اضطراری و اورژانسی دارد و آنان می توانند ظرف دو دقیقه آماده انجام این کار شوند. از سوی دیگر، زنان مثل آتش هستند. آنها بسیار تحییج کننده اند، اما باید تمام شرایط و عوامل های لازم فراهم باشد تا این آتش افروخته شود. در حالی که اکثر مردان می توانند صرفاً با خیال پردازی جنسی گرسنه سکس شوند، اکثر زنان برای انجام سکس خواستار یک رخداد عاشقانه و دلیلی موجه هستند. همانطور که می بینید ما با بسیاری از مشاهدات بنیادین روانشناسی تکاملی در مورد تفاوت زنان و مردان با یکدیگر موافقیم، اما با تبیین که برای آن ارائه می شود، خیر. چرا که از نظر ما تبیین به مراتب واقع گرایانه تر، منطقی تر و مستحکم تری برای اکثر این مشاهدات وجود دارد. تبیین هایی که روایت بدیلی را در رابطه با تکامل جنسی انسان ارائه می کنند. پیش از آنکه تبیین های خود را در این زمینه به تفصیل شرح دهیم، اجازه دهید نگاه دقیق تری به روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی بیاندازیم. در ادامه این فصل ارزیابی خود را بر چهار حوزه متمرکز می کنیم که پیشفرس اصلی این روایت را تشکیل می دهند و به طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفتند. ناچیز بودن شور جنسی زنان نسبت به مردان سرمایه گذاری والدینی مرد حسادت جنسی و قطعیت پدری پذیرندگی جنسی بست یافته و تخمک گذاری پنهان جسارت داروین به مادر شما علم ملالاور اقتصاد جنسی مرد در پس اظهار عشقش به زن در پی چیست؟ سکس البته نه فقط سکس بلکه دسترسی انحصاری به یک زنه به خصوص روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی مدعی است که انحصار طلبی جنسی امری کلیدی و حیاتی است زیرا در دوره های تکاملی این یک نوع استراتژی از طرف جنس نر بوده است تا اطمینان یابد بچهی متولد شده متعلق به اوست قطعیت پدری مطابق با داده های روانشناسی تکاملی این انحصار همان توافق یا قراردادی است که زیربنای نظام خانواده بشر را تشکیل می دهد. مردان کالاها و خدماتی در دوران ما قبل تاریخ عمدتا شامل گوشت، سرپناه، محافظت و پایگاه اجتماعی را به زنان عرضه می کنند و در ازای آن به شکلی انحصاری به زنان دسترسی جنسی خواهند داشت. این همان چیزی است که هلن فیشر اصطلاحاً قرارداد سکس مینامد sex contract. علم اقتصاد که در گذشته گاهی از آن با عنوان علم ملالاور یاد می کردند، هیچگاه ملالاورتر از آن نیست که برای تبیین مسائل جنسی انسان به کار گرفته شود. پانویس مترجم و Dismal Science علم ملالاور عنوانی تحقیرآمیز برای علم اقتصاد که توسط مورخ قرن 19 هم، توماس کارلایل ابدا شد غالبا گفته می شود که دادن این لقب به علم اقتصاد از جانب کارلایل واکنشی بوده است به نوشته های قرن هجدهمی مالتوس که معتقد بود قهدی و گرسنگی نتیجه پیشی گرفتن رشد جمعیت از رشد منابع غذایی است کار تا جایی پیش رفت که دیدگاه مالتوس سرانجام با عبارت نظریه ملالآور مالتوس شناخته می شود. پایان پانویس مترجم قرارداد سکس غالبا در چارچوب نظریه بازی علم توضیح داده می شود. بر پایه این نظریه زن یا مردی که صاحب بیشترین نوزاد بقا یافته باشد پیروز عرصه تولید مثل خواهد بود. زیرا از این رهگذر به بالاترین میزان سود یا بازگشت سرمایه دست خواهد یافت. بنابراین اگر زن توسط مردی باردار شود که قصد ندارد طی دوره بارداری یا پس از زایمان از زن و بچه حفاظت و حمایت کند در آن صورت زن زمان انرژی و ظرفیت های بارداریش در یک کلام سرمایش را هدر داده است بر اساس این نظریه بدون کمک و حمایت پدر به احتمال بسیار زیاد بچه پیش از رسیدن به بلوغ جنسی خواهد مرد. استیون پینکر یکی از برجسته ترین روانشناسان تکاملی این نوع نگاه به پدیده تولد مصر را اصلا اقتصاد ژنتیکی سکس می نامد. The Genetic Economics of Sex سرمایه گذاری های حداقلی مرد و زن نابرابر است چون یک بچه می تواند از مادر تنهایی که همسرش ترکش کرده است متولد شود اما نمی تواند از پدر تنهایی که همسرش ترکش کرده است متولد شود زنان از نظر ژنتیکی به گونه ای برنامه ریزی که در بازار ازدواج رقابت کنند آنان باید برای تصاحب مردانی رقابت کنند که احتمال سرمایه گذاریشان بر روی منابع زن بیش از بقیه مردان است در سوی دیگر اگر مرد تمام سرمایهش از جمله زمان، انرژی، ثروت و غیره را صرف زنی کند که در خفا با مردان دیگر رابطه دارد، در آن صورت خود را در معرض موقعیتی قرار داده است که باید زندگیش را وقف سرپرستی از بچه های مردان دیگر کند. اگر یکان هدف زندگیش انتقال جنهایش به نسل آینده باشد، چون این معامله ای سر تا سر زرر خواهد بود. تعجبی ندارد اگر روانشناسان تکاملی چون این دیدگاهی داشته باشند. زیرا کولد لاجیک عقل سلیم در روانشناسی تکاملی حاکی از آن است که انتقال میراث ژنتیکی یگانه هدف ما در زندگی است از اینجا میتوان فهمید که چرا دو روانشناس تکاملی به نامهای مارگو ویلسون و مارتین دالی بر این باورند که در نگرش مالکانه مرد نسبت به تمایلات جنسی زنان تردید نباید کرد آنان می نویسند مردان در پی زنان خاصی هستند همانطور که پرندگان آوازخان در پی قلم رو هستند همانطور که شیرها در پی شکار هستند و همانطور که برخی از افراد در پی اشیای لوکس هستند سپس می داشتن مجموعی از منابع که به طور بالقوه و فردی نیازمند مراقبت و محافظت است باعث ایجاد روابط مالکانه ای می شود که این روابط مالکانه انگیزه لازم را برای دفاع از منابع در برابر رقبا فراهم می سازد. عزیزم من عاشق تو هستم مثل یک شیر نر که عاشق شکار است قطعا تا کنون دیالوگی به این زمختی درباره ازدواج مطرح نشده است همانطور که احتمالا متوجه شده اید چون این روایتی از تعامل مردان و زنان دیگر جنسگرا به معنی تنفروشی است زن خدمات جنسیش را در ازای دسترسی به منابع مرد به او می فروشد برپایی این نظریه زن به شکلی تکامل یافته است که لذت جنسی را در ازای دستیابی به ثروت توان حفاظت، جایگاه اجتماعی و سایر ارزش های مرد که برای او و بچه های احتمالی سودمند خواهد بود مبادله کند. در واقع داروین با زبان بیزبانی می گوید که مادر شما یک تنفروش جنسی است. به همین سادگی. مبادا فکر کنید ما قصد گستاخی داریم. باور کنید که موضوع مبادله ظرفیت های باروری و وفاداری جنسی زنان در ازای کالاها و خدمات یکی از مقدمات بنیانی روانشناسی تکاملی است. برای نمونه کتاب The Adapted Mind ذهن انتباق یافته که حکم کتاب مقدس را در حوزه روانشناسی تکاملی دارد قرارداد سکس را به وضوح توضیح می دهد. مردی برای زنان جذابیت جنسی دارد که خصوصیات مناسب برای جفتگیری را دارا باشد. بنابراین پرسش کلیدی این است که از نظر زنان چه خصوصیاتی برای جفتگیری مناسب هستند. سه خصوصیت احتمالی از این قرارند میل و توانایی مرد برای فراهم کردن منابع لازم برای زن و کودکانش میل و توانایی مرد برای مراقبت و محافظت از زن و کودکانش میل و توانایی مرد برای انجام فعالیت ها و وظایف والدینی حال اجازه دهید برخی از برجسته ترین تحقیقات انجام شده برپایی این فرضیات پیرامون مردان، زنان، ساختار خانواده و زندگی ما قبل تاریخ را مورد بررسی قرار دهیم. شور جنسی زنان بسیار ناچیز است. زنان به ندرت آن را ابزار می کنند. اشتیاق آنان کمتر از مردان است. چارلز داروین آیا به واقع زنان تمایل کمتری به سکس دارند؟ برخلاف عقیده تیرسیاس تا همین اواخر هم تقریبا گستردهی در فرهنگ عمومی غرب در علم پزشکی و روانشناسی تکاملی در این باره وجود داشت گرچه در سالهای اخیر تردیدهایی در مورد ناچیز بودن میل جنسی زنان مطرح شده است تا آنجا که به روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی مربوط می شود، نگرش ها از زمان دکتر ویلیام آتکن که افکار مشهورش را طی مسلبی در 1875 منتشر کرد، تغییری چندانی نداشته است. اکتون نوشت، بهترین مادران، همسران و مدیران خانه ها با چیزی به نام اتش جنسی بیگانند. به عنوان یک قاعده کلی، یک زن نجیب مادست به ندرت در پی کسب به هر گونه کامیابی جنسی برای خودش است. او مطیع شوهرش است تا او را خوشنود سازد. روانشناس دانالد سیمونز به تازگی در اثر کلاسیکش به نام The Evolution of Human Sexuality تکامل تمایلات جنسی انسان بی آنکه تردیدی به خود راه بدهد اعلام می کند که همگان آمیزش جنسی را لطف و خدمتی می دانند که زنان به مردان عرضه می دارند. در مقاله بنیادینی که در 1948 منتشر شد، متخصص ژنتیک ای جی بتمن بدون هر گونه تعملی یافته به دست آمده از رفتار کرم میوه را به انسان تعمیم داد. انتخاب طبیعی اشتیاق جنسی برابری را در میان مردان و انفعال نابرابری را در میان زنان پرورانده است. به طور کلی، میزان شواهد گردآوری شده جهت متقاعد کردن ما به اینکه زنان موجودات جنسی خاصی نیستند واقعا شگفت انگیز است. صدها اگر نه هزاران مطالعه بر ناچیز بودن شور جنسی زنان مهر تایید زدند. یکی از مطالعاتی که خیلی در حوزه روانشناسی تکاملی با آن استناد می شود در سال 1989 منتشر شد. یک دانشجوی دوره لیسانس هر بار از یک جنس که چهره جذابی هم دارد از سوی پژوهشگر معمور می شود تا در محوطه دانشگاه فلوریدا با دانشجویی از جنس مخالف که تنهاست قدم بزند و به او بگوید سلام من به تازگی شما را در اینجا دیدم به نظرم خیلی جذاب هستید آیا مایلید امشب را با من در رخت خواب بگذرانید در حدود 75 درصد از مردان جوان درخواست فرد جذاب را پذیرفتند و نخواستند که پاسخشان را به بعد موکول کنند در مقابل هیچ یک از زنان پیشنهاد فرد جذاب را نپذیرفتند این مطالعه جدا یکی از معروفترین مطالعات انجام شده در حوزه روانشناسی تکاملی است محققان با آن استناد کرده اند تا نشان دهند که زنان تمایلی به سکس تصادفی و, و سهل گیرانه ندارند و این نگرش برای آنان حائز اهمیت است زیرا نظریه تکاملی مرسوم فرض را بر این میگیرد که زنان ذاتا سکس را تنها در ازای کسب کالا و خدمات از مردان ارائه می کنند. سرمایه گذاری مرد ادعا شده است که هدف ما در زندگی این است که ژنهایمان را به واسطه تولید مثل و به حد اکثر رساندن شمار نوزادانی که بقا مییابند و مجددا تولید مثل میکنند به نسلهای آینده انتقال دهیم اینکه آیا محور قرار دادن چنین هدفی در زندگی به خورسندی و شادکامی فرد منتهی میشود یا نه موضوعی بیرفت قلمداد شده است در همین رابطه رابرت رایت در اثر پرفروشش The Moral Animal، حیوان اخلاقی، به میگوید ما به گونه برنامه ریزی شده ایم که حیواناتی کارآمد فکتیو باشیم و نخورسند. البته می توان گفت ما به شکلی طراحی شده ایم که در پی خورسندی و شادکامی باشیم دستیابی به اهداف داروینی سکس جایگاه اجتماعی و نظایر آن غالبا ما را خورسند می سازد دست کم در دوره ای از زندگیمان. با این همه فقدان مکرر خورسندی همان چیزی است که باعث می شود در روند جستجوی خورسندی به موجوداتی مولد پروداکتیو تبدیل شویم. این تصور غریبی از مفهوم مولد بودن قابلیت بارآوری است. چون این نگاهی به زندگی با اخلاقیات پرتستانی که مولد بودن را همان چیزی می داند که یک حیوان را کارآمد می سازد در هم می آمی زد، و پشباکی از آن اندیشه عهد عتیق می شود که می گفت زندگی را باید تحمل کرد نه اینکه از آن لذت برد. چون این فرضیاتی در اکثر نوشته های روانشناسی تکاملی گنجانده شده است. جانورشناس نخستی شناس فرانس دوال یکی از آزاد اندیشترین فلاسفه در زمینی سرشت انسان این روی کرد را استلاحاً زیست شناسی اجتماعی پروتستانی مینامد. از منظر نظری تکاملی توجه زن به کیفیت رابطه عاطفی جنسی به جای کمیت آن برای او مزایای مهمی دارد. به نفع زن خواهد بود اگر از یک مرد سالم باردار شود. به عبارت دیگر با این کار احتمال بقا و بهروزی بچهش به حد اکثر خواهد رسید. دیوید باس روانشناس تکاملی میگوید از آنجایی که ظرفیت های تولید مثلی زنان گرانبها و محدود است زنان اجدادی ما این ظرفیت های ارزشمند را بر سر جفتگیری های تصادفی با هر مردی هدر نمی دادند. باس می افساید بدیهی است که در گذشته زنان این خداگاهی را نداشتند که اسپرم بی ارزش و تخمک ارزشمند است. از این رو زنانی که پیش از توافق برای انجام سکس از تیز خوشی خود بهره نمی گرفتند در روند پاکسازی های تکاملی حذف می شدند. به زبان دیگر مادران اجدادی ما از بینش عاطفی خود برای پیش بینی روابطی که در آن بازنده خواهند بود استفاده می کردند. با این وجود باز توضیح نمی دهد که اگر اجداد ما طی هزاران نسل تحت چنین استراتژی محتاط میزی بودند چرا همچنان این همه بازنده در مخازن ژنی امروز وجود دارد در حالی که به لحاظ زیستی بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری والدینی زن در گونه ما قابل توجیه است نظریه پردازان تکاملی معتقدند انسان امروزی هوموساپینس به طرز بیمانندی دارای بالاترین میزان سرمایه گذاری والدینی مرد در میان تمام نخستی هاست. آنان بر این باورند که سطوح بالای سرمایه گذاری والدینی مرد در گونه زیستی ما ای برای این فرض است که ازدواج پدیده جهان شمول است. به تعبیر رایت در تمام فرهنگهای انسانی که محققان انسانشناسی ثبت کرده اند ازدواج هنجار محسوب می شود و خانواده بخش جدایی پذیری از سازمان اجتماعی است. در همه جای دنیا پدران به فرزندان خیش عشق می برزند. این عشق پدران را به سمتی سوق می دهد که برای فرزندانشان خوراک تهیه کنند از آن محافظت کرده و تعالیم لازم را به آنان بدهند. زیست شناس تیم بیرخت همسو با این دیدگاه می نویسد قطعیت پدری هسته اصلی رفتار جنسی اکثر مردان را تشکیل می دهد و توجیهات تکاملی مناسبی برای آن وجود دارد. در گذشته های بسیار دور، آن دسته از مردانی که بر روی بچه های سرمایه گذاری کردهاند که زنانشان از مردان دیگر باردار شده بودند نسبت به مردانی که زنان را در کنترل خود داشتند و تنها بر روی بچه های سرمایه گذاری کردند که به لحاظ ژنتیکی متعلق به خودشان بود نوادگان کمتری از خود بر جای گذاشتند. از این رو به عنوان یک دستاورد مردان تمایل یافتند که قطعیت پدری را همواره مورد توجه قرار دهند. برخی از فرضی های برانگیزی که شالوده استدلال فوق را تشکیل می دهند از این قرارند. در آن دوران هر فرهنگی در پیرامون نهاد ازدواج و خانواده هسته ای سازماندهی شده بوده است در گونه ما مردانی که منابع لازم را تنها برای کودکان خود فراهم می کردند، در مقایسه با آنهایی که کمتر به صورت گزینشی عمل کرده و منابعشان را با گشاد دستی مصرف می نوادگان بسیار بیشتری از خود بر جای گذاشتند. در زیست بوم های اجدادی یک مرد می توانسته بفهمد که کدام یک از بچه ها به لحاظ زیستی متعلق به اوست این پیش مستلزم آن است که یک مرد می دانسته که عمل سکس منجر به تولید بچه می شود دو مرد می است نسبت به وفاداری جنسی جفتش 100 درصد اطمینان داشته باشد یک شکارگر می توانست بیان که شرمساری و اخراج از گروه شود از تقسیم شکار خود با سایر شکارگران و بستگان خود در قبیله از جمله خواهرزاده ها برادرزاده ها و کودکان قبیله امتنا ورزد پس برپایی روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی از آنجا که سرمایه گذاری والدینی مرد مزیتی برای فرزندانش محسوب می شود، زنان به شکلی تکامل یافتند تا جفتهایی را انتخاب کنند که اولا دسترسی بیشتری به منابع دارند و سانیان رفتارشان بیانگر آن است که این منابع را تنها با زن و بچه های خود به اشتراک خواهند گذاشت. بر اساس روایت مذکور، این دو هدف زنان، دسترسی به جنهای مطلوب و دسترسی به منابع مرد، شرایط متضادی را برای مردان و زنان ایجاد می کند. هم در رابطهشان با جنس مخالف و هم با رقبای هم جنسشان. رایت خلاصه این شرایط متضاد را توضیح می دهد. سرمایه والدینی مرد انتخاب جنسی را ملزم می کند تا تو دو دستورالعمل را در پیش گیرد. از یک سو مردان به گونه ای تکامل یافتند که بر سر تخمک های اندک زنان رقابت کنند و در مقابل زنان به گونه ای تکامل یافتند که بر سر تصاحب مردان اندکی که توانایی سرمایه‌گذاری بر روی تخمک های آنان را دارند رقابت کنند. استراتژی های ترکیبی در جنگ میان جنس ها روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی خاطر نشان می سازد که زن با مردی زیبا، ثروتمند و وفادار ازدواج خواهد کرد تا به واسطه دسترسی به منابع او هزینه خدمات جنسی که به آن مرد ارائه می دهد به نوعی جبران شود. در این حال زن در دوره تخمک با رفتارهای سکسی و پوشیدن لباسهای تحریک کننده اقدام به جذب مردان دیگر کرده و شوهرش را فریب می دهد. از این رو احتمال آن می رود که از مرد دیگری که نسبت به شوهرش برتری ژنتیکی دارد صاحب بچه شود. پانویس مترجم در زبان روانشناسی تکاملی شیک پوش بودن، جذاب بودن، ثروتمند بودن و غیره همگی نمادی از شایستگی و برتری ژنتیکی محسوب می شود. پایان پانویس در زبان علمی این فرایند را اصطلاحاً استراتژی ترکیبی می نامند. مردان و زنان نسخه متفاوتی از این استراتژی را جهت دستیابی به اهداف متضادشان به کار میبندند. زنان کیفیت جفت های انتخابی و مردان کمیت فرصت های جفتگیری را به حد اکثر می رسانند. مطالعات دیوید باس و همکارانش معروفترین مطالعاتی است که برای نشان دادن سرشت این دو استراتژی متفاوت انجام شده است. فرض باس و همکارانش بر این است که اگر مردان و زنان برنامه ریزی ژنتیکی متضادی در رابطه با رفتار جفتگیری دارند انتظار می رود که این تضادها در شکلی که مردان و زنان حسادت جنسی را تجربه می کنند مشهود باشد باس و همکارانش دریافتند که همانطور که فرضیه ها پیش بینی می کردند نگرانی عمده زنان معطوف به خیانت عاطفی جفتشان است در حالی که نگرانی مردان بیشتر معطوف به خیانت جنسی جفتشان است این نتایج غالبا به عنوان مهر تأییدی بر سرمایه گذاری والدینی مرد مورد استناد قرار گرفتند. ظاهرا این نتایج تایید کننده پیش های روایت مرسوم در رابطه با متفاوت بودن منابع مردان و زنان است. طبق نظریه تکاملی نگرانی زن در مورد رابطه عاطفی جفتش با زنان دیگر از آن روست که در چنین موقعیتی دسترسی او به منابع مرد به خطر خواهد افتاد بر پای روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی بدترین سناریوی ممکن در این بازی تکاملی برای یک زن ما قبل تاریخ ناکامی او در دسترسی به منابع و حمایت مرد خواهد بود اگر ماجراجویی های جنسی مرد صرفا به سکس های موقتی با زنان دیگر به زبان امروزی با یک تنفروش جنسی که بعید است مرد با او ازدواج کند محدود شود این مسئله تهدید چندانی برای دسترسی زن و فرزندانش به منابع مرد به حساب نخواهد آمد اما چنانچه مرد عاشق زن دیگری شود و زنش را ترک کند امکان دسترسی او و فرزندانش به منابع مرد اندک خواهد بود از سوی دیگر همانطور که پیشتر توضیح داده شد بدترین سناریوی ممکن برای مرد اختصاص زمان و منابع خود جهت بزرگ کردن بچههایی خواهد بود که به لحاظ ژنتیکی متعلق به مرد دیگری هستند در این حالت او ژنهای فردی دیگر را به هزینه خودش به نسلهای آینده انتقال خواهد داد اگر جفت جنسیش با مرد دیگری رابطه عاطفی بدون سکس داشته باشد این فاجعه ژنتیکی رخ نخواهد داد اما چنانچه جفت جنسیش با مرد دیگری سکس داشته باشد حتی اگر این سکس آری از صمیمیت عاطفی هم باشد مرد ندانسته سرمایه گذاری تکاملیش را هدر داده است نتیجتا روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی و تحقیقاتی که مهر تایید بر آن زدهاند پیش بینی می کنند که حسادت جنسی مرد می بایست در راستای کنترل رفتار جنسی زن تکامل یافته باشد تا قطعیت پدریش را تضمین کند و از طرف دیگر حسادت جنسی زن می بایست در جهت کنترل رفتار عاطفی مرد تکامل یافته باشد تا از دسترسی انحصاری به منابع مرد مطمئن شود پانویس نویسنده سرشت حسادت جنسی را در فصل نه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد پایان پانویس همانطور که احتمالا حد زده اید استراتژی ترکیبی به همان روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی اشاره دارد استراتژی ترکیبی مرد معطوف به داشتن یک پیوند جفتی بلند مدت است تا از آن طریق بتواند رفتار جنسی زن را کنترل کند در این حال مرد می بایست به سکس های تصادفی سرمایه گذاری های پایین خود با بسیاری از زنان دیگر ادامه دهد تا از این رهگذر شانس برخورداری از بچه های بیشتر را افزایش دهد. بنابراین روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی فرض را بران می گیرد که مردان به شکلی تکامل یافتند که ریاکارانه دروغ بگویند و بچه های خارج از چارچوب ازدواج تولید کنند. بر پایه روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی استراتژی ترکیبی تکامل یافته برای مرد از یک سو مبتنی بر فریب دادن همسرش و از سوی دیگر ابراز دیوانوار و حتی خشونت آمیز حسادت جنسی نسبت به اوست. گرچه شانس بقای کودکانی که در نتیجه آمیزش های تصادفی مرد متولد می شوند احتمالا کمتر از آن کودکانی است که وی به بزرگ کردن آنها یاری می رساند، اما این آمیزش ها، سرمایه گذاری ها همچنان برای مرد معقول است چرا که هزینه چندانی برای وی نخواهد داشت. در مقابل استراتژی ترکیبی زن ملزم کردن مرد به یک تعهد بلند مدت است در مقابل استراتژی ترکیبی زن ملزم کردن مرد به یک تعهد بلند مدت است البته مردی که بالاترین دسترسی را به منابع مادی و جایگاه اجتماعی دارد و از او محافظت خواهد کرد در این حال زن همچنان در پی آن است که از فرصتهای پیش آمده در دوری تخمک گذاری استفاده کند و خودش را به آغوش مرد شیک پوش و جذابی پرتاب کند که نسبت به عشقش برتری ژنتیکی دارد. مطالعات گوناگون نشان دادند که زنان در دوری تخمک گذاری احتمال بیشتری دارد که شوهرانشان را جهت داشتن آمیزش های خارج از ازدواج فریب دهند و هنگامی که در دوره باروری تخمک گذاری نیستند احتمال کمتری دارد که از لوازم کنترل بارداری استفاده کنند. به علاوه احتمال استفاده زنان از عطر، جواهرات و لباسهای چسبان به منظور ایجاد جذابیت بیشتر برای مردان در هنگام تخمک گذاری نسبت به سایر مراحل چرخه قاعدگی بیشتر است. برجستگی اندامها نمادی از جنهای نیرومندتر است. این برنامه ریزی ژنتیکی متضاد و ستیز مداوم زنان و مردان که در چارچوب دستیابی به منابع غذایی نمود مییابد به عبارتی جنگ میان جنسها هسته مرکزی تصویر ملالآوری است که روایتهای علمی امروز از حیات جنسی انسان ترسیم کردهاند همانطور که رایت خلاصهوار میگوید نیروی محرک در روابط میان مردان و زنان بر مبنای بهرهکشی متقابل است گاهی اوقات به نظر می رسد به گونه ای طراحی که یکدیگر را بدبخت کنند تاکید از نویسندگان است اظهارات سیمونز در نخستین خطوط کتابش با نام تکامل تمایلات جنسی انسان نمایانگر همین دیدگاه است درون مایه اصلی اثر حاضر این است که در زمینی تمایلات جنسی زنان و مردان دارای سرشت زیستی هستند که به شکل چشمگیری از یکدیگر متفاوت است هرچند که این تفاوت به واسطه بازدارنده های اخلاقی کنونی تا حدی پنهان مانده است تفاوت مردان و زنان در سرشت جنسیشان از آن روست که در سرتاسر سر دوره بسیار طولانی گردآوری و شکار امیال و گرایش های جنسی که برای یکی از جنس ها انتباقی و سودمند محسوب می شده است برای جنس دیگر عاملی برای از دست دادن فرصت تولید مثل بوده است. پذیرندگی جنسی بست یافته Extended Sexual Receptivity و تخمک گذاری پنهان برخلاف آن دسته از نخستی های ماده که نزدیکترین خیشاوندی را با انسان های ماده دارند، در میان انسان ها اندازه اندام جنسی تناسلی زنان در محدوده دوره تخمک گذاری دو برابر نمی شود و به رنگ قرمز کمرنگ نیز در نمی آید. در واقع روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی بر این پیشفرز بنیانی استوار است که مرد راهکاری در اختیار ندارد که بفهمد آن زن در موقعیت باروری دوره تخمک قرار دارد یا نه. ما گمان میکنیم که هوشمندترین گونه زیستی هستیم ولی جالب است که تقریبا تنها موجود روی زمین هستیم که نسبت به این موضوع نادانیم اکثریت وسیعی از دیگر پستانداران ماده هنگامی که به مرحله باروری میرسند این موضوع را به نرها اعلام میکنند و به وضوح تمایلی به انجام سکس در سایر زمانها ندارند دانشمندان بر این باورند که پنهان بودن زمان تخمک گذاری پدیده است که به طور معناداری مختص موجودات انسانی است. در میان نخستی ها قابلیت و تمایل زن به انجام سکس در هر زمانی و هر مکانی خصوصیتی است که تنها در بین بنوه ها و انسان ها مشاهده شده است. پذیرندگی جنسی بست یافته عنوان عملی موقعیتی است که طی آن زنان می توانند در سرتاسر سر, سر دوره قایدگیشان از نظر جنسی فعال باشند. در حالی که اکثر پستانداران تنها هنگامی اقدام به سکس می کنند که انجام آن اهمیت داشته باشد یعنی هنگامی که بتوانند در نتیجه آن باردار شوند. اگر ما این پیش فرض را بپذیریم که زنان علاقه خاصی به سکس ندارند جز این که سکس را ابزاری برای شریک شدن در منابع مردان میدانند باید پرسید پس چرا چون این قابلیت جنسی گسترده و نامحدودی در زنان تکامل یافته است؟ و چرا زنان همانند ماده های سایر پستانداران سکس را به همان چند روز دوره قاعدگی مرحله تخمک گذاری که امکان بارداری در بالاترین حد خود قرار دارد محدود نکردند؟ به طور عمده دو نظریه سعی داشتند تا این پدیده را توضیح دهند. یکی از آنها متعلق به هلن فیشر انسان شناس است که نظریه خود را تبیین کلاسیک The Classic Explanation خوانده است. طبق این نظریه هم تخمک گذاری پنهان و هم پذیرندگی جنسی بست یافته یا به بیان دقیقتر پذیرندگی جنسی مداوم در میان نخستین زنان گونه ما به عنوان راهکاری برای توسعه و تحکیم پیوند جفتی تکامل یافته است تا از این طریق ماده بتواند به نیازهای جنسی جفت نرخیش که دائما دچار اتش جنسی است پاسخ دهد گمان می رود که این قابلیت دو کارکرد عمده داشته است یکم در چون این شرایطی از آنجایی که زن همواره حتی هنگامی که در مرحله تخمک گذاری قرار ندارد برای انجام سکس در دسترس است دلیلی ندارد که مرد برای کسب لذت جنسی در جستجوی زنان دیگر باشد دوم از آنجایی که دوره تخمک گذاری باروری زن پنهان است مرد ترغیب می شود که سکس را به طور مداوم در تمام طول چرخه قاعدگی انجام دهد تا احتمال باردار کردن زن را به حد اکثر برساند و نیز اطمینان یابد که جفت او در تمام طول چرخه قاعدگی و نه صرفا در طی دوره کوتاه تخمک گذاری با هیچ مرد دیگری نمیخوابد فیشر مدعی است که مشخص نبودن زمان تخمک گذاری باعث ایجاد یک صمیمیت پایدار محافظت از زن و فراهم ساختن خوراک توسط مرد می شده است امری که برای زنان بسیار مختنم بوده است نظریه دوم از سوی انسانشناس سارا بلافر هردی ارائه شده است او مدعی است که تخمک گذاری پنهان و پذیرندگی جنسی بست یافته در میان انسان ریخت های اولیه نه برای فرونشاندن نشاندن جنسی مردان بلکه به منظور به اشتباه انداختن آنان تکامل یافته است با در نظر گرفتن گرایش بونوباهای نر آلفا به کشتن تمام بچه های رئیس پیشین خانواده هردی این فرضیه را پیش می کشد که تخمک های پنهان و پذیرندگی جنسی یافته زنان روشی برای به اشتباه انداختن مردان در مورد قطعیت پدریشان بوده است در چنین حالتی ماده با چندین نر سکس خواهد داشت به شکلی که هیچ یک از آنها نتواند نسبت به پدر بودن خود قطعیت داشته باشد بدین ترتیب احتمال اینکه نرهای آلفا بخواهند نوزادانی را که متعلق به آنان نیست بکشند کاهش میافت. نظریه فیشر به روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی که میگوید زنان سکس را در ازای کسب غذا مراقبت و نظایی را آن مبادله میکنند نزدیکتر است اما تبیین فیشر تنها در حالتی قابل قبول است که ما این پیشفرض را بپذیریم که مردان از جمله اجداد نخستی ما همواره تمایل داشتهاند که تنها با یک زن سکس داشته باشند ضمن آنکه دیدگاه فیشر مبنی بر اینکه تخمک گذاری پنهان موجب می شده که زن همیشه برای انجام سکس در دسترس باشد و از این رو دلیلی نداشته که مرد برای کسب لذت جنسی در جستجوی زنان دیگر باشد با یکی از پیشفرزهای بنیانی روانشناسی تکاملی در تناقض است این مردان از یک سو تمایل دارند تا اسپرم را با ماده های بیشتری شریک شوند و از سوی دیگر سعی دارند تا از سرمایه که بر روی جفت خانواده اصلیشان انجام دادند محافظت کنند. نظریه به اشتباه انداختن نرها که هردی آن را مطرح کرده است فرض را بر آن می گیرد که تخمک پنهان و پذیرندگی جنسی مداوم برای زنی که دارای چندین جفته نرست مفید بوده است زیرا مانع از کشته شدن بچه ها توسط نرها می شده و نرها را ترغیب می کرده تا از فرزندانش حمایت کنند. تصور هردی از تکامل جنسی انسان زنان را مستقیما در ستیز با مردان قرار می دهد. مردانی که به اشتراک گذاری منابع را با زنان بارور بسیار ارزشمند می دانستند. این دو نظریه نیز مثل روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی فریبکاری را مشخصه زندگی جنسی انسان ما قبل تاریخ می دانند. بر این نگرش مردان و زنان هر دو ذاتن دروغگو، شهوت طلب و فریبکار هستند. مردان و زنان دیگر جنسگرا در بنیادی ترین سطوح زیستیشان به شکلی تکامل یافتند که یکدیگر را فریب داده و برنامه ریزی ژنتیکی همستیزشان را خودخواهانه دنبال کنند. این قبیل ادعاها به نوعی نادیده گرفتن افرادی است که به صادقان ترین شکل ممکن به یکدیگر عشق می‌ورزند. پایان فصل سوم سرشت جنسی انسان فراز و نشیب روابط جنسی از ما قبل تاریخ تا امروز نویسنده کریستوفر رایان ساسیلدا جفا ترجمه محبود مهدیان راوی آرش پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف, آبای بوف. فصل چهارم میمون بزرگ در آینه چرا باید ناپاکی خود را به گذشته میمونی ما نسبت دهیم و پاکی و مهربانیمان را منحصرا انسانی تلقی کنیم؟ چرا نباید ویژگی های نیک خود را نیز به گذشته میمونی ما نسبت دهیم؟ استیفن جی گولد ما از طریق شباهت رفتارهای بیرونی حیوانات به رفتارهایی که خودمان انجام می دهیم درباره شباهتهای درونی آنها با خودمان قضاوت می کنیم و این استدلال در گام بعدی ما را به این نتیجه می رساند که از آنجایی که اعمال درونی ما مشابه یکدیگر هستند پس انگیزه و هدف این رفتارها نیز باید تقریبا مشابه باشند از این رو وقتی که دست به فرضیه سازی می زنیم تا ویژگی روانی مشترک بین انسانها و حیوانات را توضیح دهیم باید یک فرضیه مشترک را برای هر دوی آنها به کار بریم. دیوید هیوم، رساله‌ای درباره طبیعت انسان، 1739 تا 1740. از نظر ژنتیکی شامپانزه ها و بونوبوهایی که در باغ وحش می‌بینید، به شما و سایر بازدید کنندگان خیلی نزدیک‌ترند تا به گوریل‌ها، اورانگوتان‌ها، میمون‌ها یا هر چیز دیگری که در قفس یافت شود. تفاوت تقریبا یک و درصدی که بین دی ای ما و بونوبوها و شامپانزه ها وجود دارد سبب شده است تا نزدیکی ما به آنها بیش از نزدیکی سگ به روباه گیبون دست سفید به گیبون کاکلدار گونه سفید فیل هندی به فیل آفریقایی یا حتی یک ویروه چشم قرمز به یک ویروه چشم سفید باشد. پانویس مترجم ویرئو گروهی از پرندگان شاخنشین، همانند گنجشک که معمولا دارای بالا پرهای تیره و متمایل به سبز هستند. پایان پانویس با توجه به شکل صفحه 73 خط اجدادی که در فیان شامپانزه ها و بونوبه ها پا به عرصه وجود گذاشتند در حدود 5 6 میلیون سال پیش از خط اجدادی انسان جدا شده است. لذا تولید مثل بین گونه ای احتمالاً حدود یک میلیون سال بعد از این جدایی ادامه پیدا کرده است. این در حالی است که شامپانزه ها و بونوبوها ها تقریبا 3 هزار سال پیش از خط مشترک اجدادیشان جدا شدند. به جز این دو خیشاوند نزدیک، فواصل خیشاوندی با سایر نخستی ها افزایش می‌یابد. گوریل ها حدود 9 میلیون سال پیش از یک جد مشترک جدا می‌شوند. اورانگوتان ها 16 میلیون سال پیش و گیبون ها که تنها میمون های تک سر هستند، حدود 22 میلیون سال پیش دست به خروجی زود هنگام می‌زنند. شواهد دی ای نشان می دهد که آخرین جد مشترک تمام میمون ها حدود سی میلیون سال پیش می زیسته است. اگر این فاصله ژنتیکی نسبی از انسان را از منظر جغرافیایی بررسی کنیم به طوری که یک مایل نشان دهنده صد هزار سال از آخرین زمانی باشد که یک جد مشترک داشته ایم، چیزی شبیه به این به دست می آید. انسان امروزی شهر نیویورک ایالت نیویورک. شامپانزه ها و بونوبوها ها همسایه هایی هستند که در فاصله سی مایلی یکدیگر در شهر بریج پورت در ایالت کانتیکت و ارتفاعات یورک تاون در ایالت نیویورک زندگی می کنند و از آنجایی که هر دو در فاصله 50 مایلی نیویورک هستند در مسیر ارتباطی انسان قرار دارند گوریل ها از استیک پنیر در شهر فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا لذت میبرند. برند ها در شهر بالتیمور در ایالت مریلند ساکن هستند گیبون ها مشغول وضع قوانین تک همسری در واشنگتن هستند میمون های دنیای قدیم بابون ها و میمون های در شهر رونوک ایالت ویرجینیا به سر میبرند کار لینوس به اولین کسی که تمایز زیستی را بین انسان ها و شامپانزه ها قائل شد عواسط قرن هجدهم شاید اگر الان زنده بود از کار خود اظهار پشیمانی میکرد. امروز مشخص شده است که چون این تمایزی توجیه علمی ندارد و بسیاری از زیستشناسان شناسان برانند که انسان شامپانزه ها و بونوبوها را در یک دسته قرار دهند تا از این طریق بتوانند شباهت های چشمگیرشان را منعکس کنند. نیکولاس تالپ آناتومی شناس معروف هلندی که در تابلوی نقاشی کلاس آناتومی اثر رمبرانت به تصویر کشیده شده است، نخستین کسی است که توصیفات دقیقی را از آناتومی میمون غیر انسانی در سال 1641 ارائه می کند. بدنی که تالپ کالبو چکافی کرده بود آنقدر به بدن انسان شبیه بود که او میگوید مشکل به توان موجودی شبیه تر از این به انسان یافت. تالپ نمونی مورد بررسی خود را ساتیر هندی نامید و اشاره کرد که مردم بومی به آن اورانگوتان میگویند. پانویس مترجم ساتیر در های یونان موجودی نیمه انسان نیمه حیوان پایان پانویس با این حال انسانشناسان معاصری که نوشته های تالپ را مطالعه کردند بر این باورند که موجود مذکور یک بونوبو بوده است. شامپانزه ها و بونوبو ها شبیه میمون های بزرگ آفریقایی هستند. آنها نیز مثل اکثر میمون ها دوم ندارند. قسمت عمده زندگی خود را بر روی زمین میگذرانند و موجوداتی بسیار باهوش و به شدت اجتماعی هستند. برای بونوبوها تمایلات جنسی عمیقی که هدفی غیر از تولید مثل را دنبال کند ویژگی محوری تعامل اجتماعی و همبستگی گروهی است. ماروین هریس معتقد است که باها پاداش این روی کرده نسبت به تمایلات جنسی را دریافت می کنند. این پاداش عبارت است از شکل منسجمتری از همکاری اجتماعی بین نرها و ماده ها که منجر به همکاری منسجمتر گروه اجتماعی ایجاد محیطی امتر برای پرورش نوزادان و نهایتا درجه بالاتری از موفقیت تولید مثلی برای نرها و ماده سکسی می به بیان دیگر رابطه جنسی با چند نفر به طور همزمان برای ها فواید تکاملی چشمگیری به همراه داشته است که سایر میمونهای بزرگ از آن محرومند. گیبونها که تنها میمونهای تک همسر هستند در جنوب شرقی آسیا و در قالب گروه های کوچکی از زوج نرماده به همراه فرزندانشان زندگی می کنند. به شکلی جدا افتاده و در قلمرویی روی سی تا 50 کیلومتر مربعی. آنها هیچگاه درختان را ترک نمی کنند رابطهشان با سایر گیبون ها بسیار ناچیز است، هوش قابل توجهی ندارند و جفتگیری های اندکی هم انجام می دهند که صرفا با هدف تولید مثل است. تک همسری به جز مادر هیچ یک از نخستی هایی که به شکل گروهی و اجتماعی زندگی می کنند وجود ندارد. انسان شناس دونالد سیمونز که همچون ما از تلاش های صورت گرفته برای نشان دادن اینکه گیبون های تک همسر می توانند الگوی مناسبی برای تمایلات جنسی انسان باشند حیرت زده است. می‌نویسد. صحبت از اینکه پیوند جفتی انسان ها مشابه گیبون هاست به همان اندازه صحبت از جوشان بودن دریا یا پرواز کردن خوکها مرا آزار می دهد. نخستی ها و سرشت انسان اگر این فرصت به توماس هابس داده می شد که دست به طراحی حیوانی بزند که گویای تاریک ترین عقاید او در ماری سرشت انسان باشد، حتما چیزی شبیه به یک شامپانزه را طراحی می کرد. به نظر می رسد این میمون منعکس کننده تمام نظریه های ترسناک هابز در مورد ناپاکی ذاتی انسان است. گزارش شده که شامپانزه ها شیفته قدرت، حسادت جنسی، خشونت، فریب دادن و پرخاشگری هستند. قتل، جنگ های سازمان یافته بین گروه ها، تجاوز جنسی و بچه کشی در رفتارهایشان مشهود است، زمانی که این گزارش ها در دهه 1960 منتشر شد، نظریه پردازان به سرعت نظریه کیلر ایپ میمون قاتل را در مورد خواستگاه انسان پیش کشیدند. نخستی شناس هایی همچون ریچارد رنگام و دیل پترسون این نظریه شیطانی را در عبارات خشنی خلاصه کرده و رفتار شامپانزه ها را گواهی بر اتش انسان کهن به خشونت و خونریزی دانستند. نقل قول خشونت شامپانزهی زمین ساز جنگ انسان هاست و انسان های کنونی میراستاران این سرشت مرگبار پنج میلیون ساله هستند. پایان نقل قول پیش از آنکه شامپانزه ها به عنوان بهترین مدل زنده برای توضیح رفتار انسان های کوهن شناخته شوند، خیشاوند بسیار دورتری به نام بابون های سابانا این جایگاه را در اختیار داشتند. اما زمانی که مشخص شد آنها فاقد برخی از ویژگی های اساسی انسان مثل شکار گروهی استفاده از ابزار جنگ های سازمان یافته و قدرت هستند مدل بابونی کنار گذاشته شد در این اسنا جین گودال و دیگران در حال بررسی این ویژگی ها در رفتار شامپانزه ها بودند عصب رابرت ساپولسکی که مطالعات زیادی را بر روی رفتار بابونها انجام داده میگوید نقل قول اگر بابونها ذره خویشتنداری خیشتنداری داشتند دلشان میخواست مثل شامپانزه ها باشند پایان نقل قول پس شاید تعجب برانگیز نباشد که بسیاری از دانشمندان تصور می کنند انسان ها تنها با ذری خیشتنداری کمتر مثل شامپانزه ها خواهند بود. تاکید فراوان بر شامپانزه هنگام بررسی سرشت انسان در اواخر قرن بیستم شاید چندان هم بیراه نباشد. وحشیگری زیرکانی که شامپانزه ها از خود نشان می دهند و نیز بیرحمی شرماوری که بخش اعظمی از تاریخ بشر را پر کرده است ظاهرا مهر تاییدی بر گفته های هابس هستند مگر آنکه این نوع نگاه توسط دیدگاهی قویتر و عمیقتر به عقب رانده شود جدول یک صفحه 77 هفت. تشکیلات اجتماعی در میان میمون های بزرگ بونوبو برابری خواه و سلط جوست اجتماعات بونوبوها اساسا از طریق پیوند اجتماعی میان ماده ها حفظ می شود هرچند ماده ها با نرها نیز در پیوند هستند جایگاه اجتماعی نر از مادر منتج می شود. پیوندهای میان مادر و پسر در تمام طول عمر پابرجاست. الگوی جفتگیری آنان چند نر چند ماده است. شامپانزه پیوند بین نرها قوی ترین نوع پیوند در میان این گروه بوده و پیوسته تغییر می کند. ماده ها در داخل قرم رویی که تحت حفاظت نرهاست زندگی می کنند. اما پیوند عمیقی با سایر ماده ها یا حتی با یک نر خاص برقرار نمی کنند. الگوی جفتگیری آنان چند نر چند ماده است. انسان متفاوت ترین گونه اجتماعی در بین نخستی هاست. شواهد فراوانی درباره انواع و اقسام پیوند اجتماعی جنسی، همکاری و رقابت بین انسان های معاصر وجود دارد. الگوی جفتگیری آنان چند نر چند ماده است. پانویس البته مشروط با آنکه شما روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی را رو نپذیرید که در آن انسان ها بر مبنای منشأ به عنوان تک همسر یا چند همسر طبق بندی می شوند. پایان پانویس گوریل عموماً یک نره مسلط که سیلوربک پشت نقره ای نامیده می شود قلم روی را رو برای خانوادهش اشغال می کند که متشکل از چندین ماده و فرزند است. نرهای بالغ هنگامی که به بلوغ جنسی می رسند از گروه رانده می شوند. قوی ترین اجتماعی بین نر و ماده های بالغ است. الگوی جفتگیری آنان چند همسری است. اورانگوتان تنها زندگی می کند و نسبت به گونه های دیگر پیوند اجتماعی اندکی را از خود نشان می دهد. اورانگوتان های نر حضور یکدیگر را تحمل نمی کنند. یک نر بالغ قلمرو بزرگی را اشغال می کند که چندین ماده در آن زندگی می کنند. هر یک از ماده ها نیز منطقه خاص خودش را دارد. جفتگیری ها به شکل پراکنده، اندک و عموماً خشن است. گیبون دست به تشکیل خانواده هسته ای می زند. هر جفتی قلمرو خاص خودش را دارد و سایر جفت ها خارج از آن قرار دارند. الگوی جفتگیری تک همسری است. تردید در مدل شامپانزه ای. با این وجود اگر بخواهیم مدل شامپانزه ای را مبنای درک جوامع انسانی ما تاریخ قرار دهیم مشکلاتی در این راه وجود دارد در حالی که ساختارهای اجتماعی شامپانزه ها بسیار سلسله مراتبی است گروه های انسانی شکارچی به شدت مساوات هستند نوع تقسیم گوشت دقیقا موقعیتی است که ساختار سلسله مراتبی شامپانزه ها را آشکار می کند. حال آنکه در میان انسان شکارگر یک شکار موفق سبب ایجاد سازوکارهای مساوات خواهانه ای می شود که برای جوامع انسانی گردآورنده بسیار پر اهمیت است. اکثر نخستی شناسان نیز در مورد اهمیت قدرت محوری در میان شامپانزه ها توافق نظر دارند. با این حال شاید کمی زود باشد این یافته ها را که بر اساس مشاهدات انجام شده در ناحیه گامبه به دست آمده اند به تمام شامپانزه ها تعمیم دهیم. زیرا مشاهدات صورت گرفته در سایر نواحی نظیر تای در ساحل آج در غرب آفریقا حاکی از آن است که شامپانزه های وحشی با روش هایی مشابه انسان شکارچی گوشت را تقسیم می کنند. نخستی شناس کریج استنفورد دریافته است در حالی که شامپانزه های ناحیه گامبه در مورد تقسیم گوشت ماکیاولیان کاملا خویشاوندگرا و, و فریبکار هستند شامپانزه های ناحیه تای گوشت را بین تمام اعضای گروه شکار چه دوست چه دشمن چه فامیل چه غریبه تقسیم می کنند. بنابراین اگرچه داده هایی به دست آمده از شامپانزه هایی که توسط جین گودال و دیگران در ناحیه گامبه بررسی شده اند، از ایده رفتار خودخواهانه و حسابگرانی شامپانزه ها حمایت می یافته های سایر نواحی مطالعاتی با این داده ها متضاد است. با توجه به دشواری های مشاهده رفتار شامپانزه ها در طبیعت، باید احتیاط کنیم و اندک داده هایی را که از مشاهده شامپانزه های رها در طبیعت در اختیار داریم، به تمام آنها تعمیم ندهیم. همچنین با توجه به هوش بالا و خوی اجتماعی شامپانزه ها، باید به بررسی های انجام شده بر روی شامپانزه های زندانی شده مشکوک بود زیرا همانطور که نمیتوان رفتار انسان زندانی را به همه انسان ها نسبت داد رفتار شامپانزه های زندانی شده را نیز نمیتوان به همه شامپانزه ها تعمیم داد به علاوه پرسش هایی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر شامپانزه ها در محیط طبیعی خود رها شوند چقدر خشن خواهند بود همانطور که در فصل 13 توضیح خواهیم داد عوامل متعددی وجود دارد که میتواند عمیقا رفتار مشاهده شده شامپانزه های زندانی را تغییر دهد تاریخدان فرهنگی موریس برمن میگوید اگر ما عواملی نظیر ذخیره خوراک، تراکم جمعیت و تشکیل و انحلال غریزی گروه را تغییر دهیم، تمام بازدارنده های خشونت به همان میزان که برای انسان ها حذف می شود برای شامپانزه ها و سایر میمون ها نیز حذف خواهد شد. حتی اگر ما خودمان را به مدل شامپانزه ای محدود کنیم، باز هم می توان بودن دیدگاه نوهابزی های بدبین کنونی را نشان داد. برای مثال شاید زیست شناس تکاملی ریچارد داکینز قدری در مورد ارزیابی قمنگیزش از سرشت انسان دچار تردید شود نقل قول هوشیار باش اگر تو هم مثل من آرزو می کنی جامعی ساخته شود که در آن تمام افراد سخاوتمندانه و فروتنانه در جهت خیر عمومی با یکدیگر همکاری کنند باید کمترین انتظار را از سرشت زیست شناختی بشر داشته باشی بیایید سخاوتمندی و بشردوستی را بیاموزیم چرا که ما خودخواه زاده شده ایم. پایان نقل قول یافته های تطبیقی اخیر در زمینه هوش نخستی ها موجب شده تا محققان ونسا وودز و برایان هر به این فکر بیفتند که ایمپالس انگیزش در جهت همکاری حقیقتا می کلیدی برای فهم خواستگاه هوش در گونه ما باشد. آنها می نویسند نقل قول به جای شروع با این فرضیه که هوشمندترین نوع انسان هامانیتس آنهایی بودند که بقا یافتند تا نسل بعد را ایجاد کنند همانطور که همواره مطرح می شود شاید بهتر باشد فرض کنیم هوشمندترین نوع انسان آنهایی بودند که از بقیه اجتماعی تر بودند زیرا به دلیل موفقیت در حل مشکلات یکدیگر توانستند به سطح بالاتری از شایستگی برای بقا دست یافته و از سوی انتخاب طبیعی گزینش شوند تا در طی زمان به حل مشکلات پیشیده ترین آیند. پایان نقل قول فرضی آنان این است که انسانها هوشمند شدند زیرا نیاکان ما آموختند که همکاری کنند. چه خودخواه باشیم یا نباشیم، تأثیرات ناشی از ذخیره خوراک و محدود شدن زیست بوم هم بر روی شامپانزه ها و هم انسان های گردآورنده شکارگر حاکی از آن است که داکینز و دیگران که معتقدند انسانها ذاتا حیواناتی خودخواه و سلچجو هستند بهتر است در استناد به این داده های سوگیرانه برای حمایت از نظریه هایشان محتاط تر باشند گروه های انسانی نیز در هنگام دسترسی به مازاد و ذخیره غذایی همان رفتاری را نشان میدهند که در شامپانزه ها مشاهده شده است ایجاد تشکیلات اجتماعی سلسله مراتبی خشونت درون گروهی، دفاع از قلمرو و اتحاد به قصد فریبکاری. به بیان دیگر وقتی که چیزی ارزش جنگیدن داشته باشد، انسان ها نیز همانند شامپانزه ها بر سر آن با یکدیگر خواهند جنگید. ولی در اکثر دوره های ما قبل تاریخ نه مازاد غذایی وجود داشته است که کسی بخواهد برای آن بجنگد و نه قلمروی خصوصی برای دفاع کردن. در جستجوی مدلی دیگر دو موردی که انسانهای ماده و های ماده در آن مشترکند این است که زمان تخمک گذاری هر دوی آنها نامعلوم است و آنها در کل چرخه قاعدگیشان رابطه جنسی دارند. اما شباحت های ما به همینجا ختم نمی شود. باید دید اندام های جنسی ما و ها در کدام قسمت ها متورم است و سکس بیدرنگ در چه موقعیتی انجام می شود. فرانس دوار رابطه جنسی روشی برای ابراز دوستی بود در آفریقا رابطه جنسی مثل دست دادن بود دوستانه و شاد هیچ اجباری در کار نبود به شکلی داوطلبانه پیشنهاد میشد پال تراکس حتی اگر کسی به این نتیجه برسد که بین خشونت شامپانزه ها و سرشت انسان رابطه وجود دارد همچنان بررسی بونوباها دیگر نخستی نزدیک به ما نکات فراوانی به همراه دارد همانطور که شامپانزه ها منعکس کننده دیدگاه هابس از خواستگاه انسان هستند بنوواها باستاب دیدگاه روسو هستند. گرچه امروزه روسو بیشتر به سبب هواداریش از نظریه نابل سویج و نیک شهره است، زندگی نامه او به تفصیل حاکی از شیفتگی روسو به مسائل جنسی بوده و نشان می دهد که وی بونوواها را به عنوان خیشاوندان نزدیک انسان در نظر می گرفته است. فرانس دوال تفاوت این دو میمون شامپانزه و بونوو را اینچنین خلاصه می کند. نقل قول شامپانزه ها موضوعات مربوط به سکس را با اعمال قدرت حل می کنند. بونوبوها موضوعات مربوط به قدرت را با انجام سکس حل می کنند. گرچه بونوبوها در تعداد دفعات فعالیت جنسیشان حتی از شامپانزه ها هم جلوتر هستند، ماده های هر دوگونه به طور پی در پی اقدام به جفتگیری با نرهای مختلف می کنند. در بین شامپانزه ها ماده هایی که در مرحله تخمک گذاری هستند به طور متوسط 6 تا 8 مرتبه در روز جفتگیری می کنند و غالبا مشتاقند که به دعوت تمام نرهای گروه برای جفتگیری پاسخ مثبت دهند. نخستی شناس آن پوسی در توصیف رفتار شامپانزه های ماده ای که مشاهده کرده است می نویسد هر یک از آنها بعد از جفتگیری در گروهی که در آن متولد شده در حالی که هنوز از نظر جنسی پذیرا هستند به سایر گروهها سر میزنند. آنها مشتاقانه از طرف نرهای گروه جدید پذیرفته شده و شروع به جفتگیری می کنند. این رفتار جنسی برون گروهی در بین شامپانزه ها متداول است و نشان می دهد که روابط درون گروهی شامپانزه ها آنقدر ها هم که برخی محققان می گویند خشن نیست. برای مثال مطالعه که به تازگی بر روی نمونه DNA ای هایی گرفته شده از فولیکول های موهای جمع وری شده از لانه های شامپانزه های در منطقه مطالعاتی تای در کشور ساحل آج انجام شده نشان می دهد که بیش از نیمی از نوزادها 7 تا از 13 مورد فرزند نرهایی هستند که خارج از گروه خانگی ماده قرار دارند. اگر این شامپانزه ها در قلم روی زندگی می کردند که در آن همیشه جنگ و خشونت بود، بعید بود که ماده هایشان بتوانند آزادانه از گروه خانگی خارج شده و این اندازه باردار شوند. شامپانزه های ماده که در مرحله تخمک گذاری قرار دارند علا رقم روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی مبنی بر سختگیری های جنسی نر از دست سرپرستان نگهبانان نرشان فرار می کنند و این مدت آنقدرها طولانی هست که بتوانند در گروه های دیگر پرسه بزنند با نرهای غریب جفتگیری کنند و گردش کنان به گروه خانگی خود بازگردند. این نوع رفتار در وضعیت مراقبت دائمی از ماده ها امکان پذیر نخواهد بود. واقعیت درباره روابط بین گروه های شامپانزه ها هر که باشد چون این سوگیری های ای هنوز هم وجود دارد. ظاهرا ها و شامپانزه ها در جنگ نیز همانند روابط عاطفی شدیدا متفاوت هستند. وقتی دو گروه بونوبو در مرز یک قلم رو در وانبا با هم مواجه می شوند، نه تنها تهاجم کشندهی که گاهی بین شامپانزه رخ می وجود ندارد، بلکه روابط اجتماعی و حتی جنسی بین ماده ها و نرهای گروه دشمن شکل می گیرد. دشمن وقتی دو گروه از نخستی های هوشمند گرد هم میآیند تا روابط جنسی و اجتماعی داشته باشند چه کسی این دو گروه را دشمن و این قرار ملاقات را یک جنگ قلمداد می کند؟ به فرضیات مشابه در این گزارش توجه کنید. شامپانزه ها صدای خاصی از خود در میآورند که سایرین را در دور دست ها از وجود غذا آگاه می کند. این شیوهی برای تقسیم غذاست اما لزومی ندارد که از سر سخاوتمندی باشد. شامپانزهی که بیش از نیازش غذا در اختیار دارد با قسمت کردن آن نه تنها چیزی از دست نمی دهد، بلکه ممکن است در آینده وقتی شامپانزه دیگری همان مقدار را به او باز می گرداند سود هم ببرد. البته شاید لزومی هم نداشته باشد که این نوع رفتار تشریک مسائی را سخاوتمندی تعبیر کنیم اما مشکل چون این تعبیری چیست؟ چرا ما باید به دنبال آن باشیم که سخاوتمندی را در بین نخستی های غیر انسان یا کلا سایر حیوانات به شکلی دیگر تعبیر کنیم آیا سخاوتمندی را یک خصوصیت منحصرا انسانی میدانیم نقل قول های از این دست سبب شده است تا اشخاصی مثل استفن جی گولد متعجبانه از خود بپرسند چرا دانشمندان تمایلی ندارند که جامعه نخستی ها را در ایمپالسز انگیزش های مثبت ما شریک بدانند حال آنکه همین دانشمندان به وضوح مشتاقند که ریشه های پرخاشگری ما را در گذشته نخستی ها بیابند. فقط تصور کنید که ما هرگز در مورد شامپانزه ها و بابون ها چیزی نشنیده بودیم و ابتدا بونوبو ها را میشناختیم. در آن صورت احتمالا اکنون بر این باور بودیم که انسان های اولیه در جوامع ماده محور زندگی میکردند جوامعی که در آنها رابطه جنسی کارکردهای اجتماعی مهمی داشت و جنگ هم بسیار نادر بود. فرانس دووال از آنجایی که بونوباها فقط در یک منطقه جنگلی دور افتاده آن هم در کشوری از نظر سیاسی بی ثبات زندگی می کنند پانویس جمهوری دموکراتیک کنگو که قبلا به آن زئیر گفته می شد پایان پانویس یکی از آخرین پستاندارانی بودند که در زیستگاه طبیعی خود مورد بررسی قرار گرفتند هرچند از سال 1929 تفاوتهای آناتومیکی آنها از شامپانزه های معمولی مورد توجه قرار گرفته بود اما تا پیش از آشکار شدن تفاوتهای رفتاری بنیادیشان به عنوان زیرگروهی از شامپانزه ها در نظر گرفته می شدند. به طوری که اغلب به آنها پیگمی شامپانزه های کوتاه قامت گفته می شود. در میان بنوباها جایگاه ماده ها مهمتر از سلسله مراتب نرهاست اما حتی مقام و مرتبه یک ماده هم انعطاف پذیر بوده و امری اجباری نیست. در میان آنها خبری از سازوکارهای سلطه‌جویی و فرمانبرداری نیست مانند آنچه که معمولا در میان شامپانزه ها، گوریل ها و سایر نخستی ها مشاهده می شود. گرچه عدم وجود چنین سازوکارهایی هنوز قطعی نیست، نخستی تاکایوشیکانو که مفصلترین ترین داده های مربوط به رفتار بونوبوها در مناطق جنگلی را گردآوری کرده است، ترجیح می دهد هنگام توصیف بونوبوهای ماده از عبارت دارای نفوذ و قدرت به جای عالی رتبه های رنکینگ استفاده کند. او معتقد است که ماده ها بیش از رتبه و جایگاهشان به واسطه مهر و علاقه مورد احترام هستند. در واقع فرانس دوال با اظهار شگفتی از مطرح شدن بحث سلسله مراتب در میان ها متذکر می شود که اگر رتبه بندی هم در میان های ماده وجود دارد بیشتر من مبنای سن آنان است تا ارعاب خشونت آمیز. ماده های مسنتر عموما جایگاه بالاتری از جوانترها دارند. در میان ها اعمال قدرت ماده ها به فرمانبری نر منجر نمی شود که بتوان آن را صرفا برگردانی از ساختارهای قدرت در میان شامپانزه ها و بابون ها دانست که در آنجا نرها در رأس قدرت قرار دارند های ماده به شیوهی متفاوت از نخستی های نر از قدرتشان استفاده می کنند ظاهرا های نر علیرغم نقش اجتماعی پایین ترشان نسبت به شامپانزه ها و بابون نر از شرایط بسیار بهتری برخوردارند همانطور که در مباحث مربوط به جوامعی که تحت قدرت و نفوذ ماده ها هستند توضیح خواهیم داد، در میان انسان ها نیز زمانی که زنان در زمره متصدیان امور هستند مشاهده شده که مردان به شکل بسیار بهتری مسائل را پیش میبرند. در حالی که مطالعات ساپولسکی معطوف به سطوح بالای استرس مداومی است که بابونها در پی جنگهای بیپایان قدرت تحمل می کنند، دوال با بیان اینکه بونووها نوعی متفاوتی از زندگی را تجربه می کنند می نقل قول با توجه به فعالیت جنسی مداوم و پرخاشگری اندک آنها مشکل است که تصور کنیم های نر زمانهای پر استرس خاصی را در طول زندگیشان تجربه می کنند. پایان نقل قول یکی از نکات مهم و تعیین کننده این است که برخلاف شامپانزه ها به نظر می رسد انسان ها و ها در یک تمایل آناتومیکی خاصشان به همزیستی مسلمت آمیز مشترک هستند. هر دوی آنها چیزی دارند که اصطلاحاً Repetitive مایکرو ساتلایت مایکرو تکراری روی ژن ABPR1A نامیده می شود و اهمیت زیادی در زمینه آزاد کردن هورمون آکسیتوسین دارد. اکسیتوسین که گهگاه اصطلاحا اکستازی نامیده می شود برای ایجاد احساسات اجتماعی مثبت نظیر همدردی، اعتماد، سخاوتمندی، عشق و بالاخره تمایلات جنسی اهمیت بسزایی دارد. همانطور که انسانشناس اریک میشل جانسون میگوید نقل قول از نظر تکاملی اینکه شامپانزه ها تکراری خود را از دست داده باشند بسیار محتمل تر است تا اینکه فکر کنیم انسان ها و بونوبو ها این تحول مشترک را به طور مجزا در خود پدید آورده هند. پایان نقل قول اما در برابر اندیشه‌ای که مدعی است سطوح نسبتا پایین استرس و آزادی جنسی فراوان میتواند جزء خصوصیات گذشته انسان باشد مقاومت شدیدی وجود دارد هلن فیشر این جنبه های زندگی بونوو و نیز ارتباط آنها با رفتار انسان را میپذیرد و حتی اشاره زیرکانه ای هم به رمه آغازین مرگان دارد. نقل قول این موجودات در قالب گروه های مرکب از نرها، ماده ها و بچه ها گردش می کنند. افراد با توجه به ذخیره غذایی در بین گروه ها رفت آمد می کنند که این موجب همبستگی و ارتباط نزدیک آنها با یکدیگر می شود. در اینجا شکلی از رمه آغازین وجود دارد سکس تقریبا یک سرگرمی روزانه است. ماده ها در اکثر مدت زمان قاعدگیشان جفتگیری می کنند. یعنی الگویی از رابطه جنسی که بیش از هر موجود دیگری به ماده های انسانی شبیه است. بونوبوها به منظور کاهش تنش، ترغیب به تقسیم غذا، کاهش استرس در هنگام گردش و ابراز دوستی دست به فعالیت جنسی میزنند. عشق‌بازی به جای جنگ به وضوح تدبیر بونوبوهاست. پایان نقل قول سپس فیشر پرسشی واضح را مطرح می کند. آیا نیاکان ما نیز این چونین بودند؟ او با بیان این که رفتار بونوباها شبیه بسیاری از رفتارهای جنسی است که مردم در خیابانها، مشروب فروشیها، رستورانها و پشت در آپارتمانها در نیویورک، پاریس، مسکو، هنگ کنگ و غیره انجام می دهند خود را آماده می کند تا پاسخی همسو با دیدگاه ما بدهد. او می نویسد نقل قول. بونوباها پیش از آغاز سکس اغلب عمیقا به چشمان یکدیگر خیره می شوند. پایان نقل قول سپس برای آنکه تفسیرش را برای خواننده ملموس کند میافزاید نقل قول بو ها نیز مثل انسانها بازو به بازوی یکدیگر قدم میزنند دستها و پاهای یکدیگر را میبوسند و با بوسه های فرانسوی طولانی و عمیق که با ورود زبان به دهان یکدیگر همراه میشود همدیگر را در آغوش میگیرند پایان نقل قول ظاهرا فیشر که همانند ما در مورد روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی دچار تردید شده است سعی می کند تا استدلال های خیش پیرامون ظهور پیوند جفتی بلند مدت و سایر جنبه های انسان ما قبل تاریخ را مورد بازنگری قرار دهد تا از این طریق بتواند خصوصیات مشترک انسان و ها را منعکس سازد. با توجه به نقش بارز رفتار شامپانزه ها در حمایت از روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی چگونه است که ما نمیتوانیم به همان اندازه شامپانزه ها از داده های مربوط به بونوبوها برای گمان زنی درباره انسان ما قبل تاریخ استفاده کنیم به خاطر داشته باشید که ما از نظر ژنتیکی در فاصله یکسانی از شامپانزه ها و بونوبوها قرار داریم و همانطور که فیشر میگوید نقل قول رفتار جنسی انسان بیش از هر موجود دیگری بر روی زمین با بونوبوها مشترک است پایان نقل قول با تمام این اوصاف فیشر در گام آخر از پذیرش این که گذشته جنسی انسان می مشابه شرایط کنونی بونوباها باشد تفره می رود و چرخش 180 درجه ای و ناگهانی خود را این چنین توجیه می کند. نقل قول ها زندگی جنسی کاملا متفاوتی از سایر میمون ها دارند. پایان نقل قول اما این موضوع صحت ندارد زیرا انسان که بنا به گفته خود فیشر رفتارهای جنسیشان مشابه بونوباهاست جزء میمون محسوب می شوند. او ادامه می دهد نقل قول فعالیت های دگر جنس خواهی بنوبه نیز در بیشتر دوری قایدگی اتفاق می افتد و بنوبه های ماده در طول یک سال بچه زایی از فعالیت جنسیشان باز نمی مانند. پایان نقل قول این دو ویژگی منحصر به فرد در رفتار جنسی بنوبه ها تنها با یک نخستی دیگر مشترک است. انسان ها با این حال فیشر اینجوری نتیجه گیری می کند. نقل قول. از آنجایی که بونوبوها بالاترین حد فعالیت جنسی را در میان تمام نخستی ها از خود نشان می دهند و از آنجایی که داده های زیست شیمیایی حاکی از آن است که بونوبوها کمتر از دو میلیون سال قبل پدیدار شده اند من فکر نمی کنم که آنها مدل مناسبی برای انسان بیخت هایی باشند که از 20 میلیون سال قبل وجود داشته پایان نقل قول این اظهار نظر فیشر از چند جهت عجیب و غریب است بعد از بحثی طولانی در مورد شباهتهای های فراوان رفتار جنسی بونوبوها و انسان ها دست به چرخشی 180 درجه ای می زند تا نتیجه بگیرد که آنها مدل مناسبی برای نیاکان ما نیستند. او حتی با کشاندن کل بحث به 20 میلیون سال قبل مخاطب را گمراه می کند. به طوری که گویی در حال صحبت کردن از آخرین جد مشترک همه میمون هاست و فراموش می کند که شامپانزه ها، بونوبوها و انسانها تنها 5 میلیون سال قبل از یک جد مشترک جدا شدهاند. در واقع عجیب است که فیشر در مورد چنین اجداد دوری صحبت می کند زیرا کتاب The Anatomy of Love آناتومی عشق او که نقل قول های ما از آنجاست در زمره فعالیت های آکادمیک پیشگامانه اوست که تکامل زنجیره پیوند جفتی در میان انسان ها و نه تمام میمون ها در طول چند میلیون سال گذشته را بررسی می کند. در توصیفی که فیشر از فرایند گذار نیاکان ما از زندگی درختی به زندگی بر روی زمین ارائه می دهد، اشارات نو ویکتوریایی دیگری نیز در کلامش مشهود است. نقل قول شاید نخستین نیاکان ماده ما که بر روی درختان زندگی می کردند، فعالیت جنسی با نرهای متعدد را برای حفظ دوستان خود دنبال می کردند. اما وقتی که نیاکان ما حدود چهار میلیون سال قبل به زمینهای علفی آفریقا مهاجرت کردند و پیوندهای جفتی بلند مدت برای بزرگ کردن بچه ها شکل گرفت، ماده ها از روابط جنسی آشکار با چند نفر به طور همزمان به الگوی جفتگیری پنهان روی آوردند تا به مزایای منابع بیشتر و نیز جنهای متفاوتتر و بهتر دست یابند. پایان نقل قول فیشر علا رقم که هیچ گونه شواهدی در دست ندارد فرض را بران می گیرد که پیوند جفتی بلند مدت چهار میلیون سال قبل پدیدار گشته است. او در ادامه می نویسد نقل قول از آنجایی که ظاهرا بونوباها باهوشترین میمونهای بزرگ هستند از آنجایی که آنها ویژگی های جسمانی تقریبا مشابهی با انسانها دارند و از آنجایی که آنها به کررات اقدام به جفتگیری می کنند برخی انسانشناسان گمان می کنند که بونووها بیشتر شبیه انسان ریخت های اولیه آفریقایی یعنی آخرین جد مشترک درختزی ما هستند. شاید ها یادگار زنده ای از گذشته ما باشند اما قطعا آنها تفاوت های اساسی در رفتار جنسیشان نشان می دهند. برای مثال با پیوند جفتی بلند مدت آنطور که انسانها شکل می دهند برقرار نمی کنند. آنها نوزادانشان را بر پایی الگوی زناشویی و خانواده هستهی بزرگ نمی کنند. اگرچه با نر از نوزادان برادر یا خواهر خود مراقبت می کنند، تک همسری الگوی زندگی آنان نیست. الگوی محبوب آنان روابط جنسی به طور همزمان با چند نفر است. پایان نقل قول ما در اینجا به وضوح با نوعی از استدلال مواجه هستیم که می تواند حتی آگاه در این نظریه پردازان به خواستگاه رفتار جنسی انسان را نیز به اشتباه بیاندازد. ما اطمینان داریم وقتی دکتر فیشر به همه مطالبی که در فصلهای آتی این کتاب فراهم کرده ایم نگاهی بیاندازد در خواهد یافت آنچرا که تفاوتهای اساسی در رفتار جنسی بونوبوها و انسانها می نامد اصلا تفاوتی محسوب نمی شود. ما نشان خواهیم داد که ازدواج و تک همسری جنسی برخلاف باور ایشان و دیگران به هیچ وجه الگوی جهان شمول انسان ها نیست. جالب است. صرفا چون بونوبه تردیدهایی را بر طبیعی بودن پیوند جفتی بلند مدت انسان وارد کردند، فیشر و بسیاری از صاحب نظران دیگر نتیجه گرفتند که بونوبه نمی‌توانند نمیتوانند مدل مناسبی برای تبیین تکامل زیستی انسان باشند. استدلال آنان بر این پیش پرس استوار است که تکمسری جنسی بلند مدت هسته اصلی تکامل زیستی انسان بوده است و ساختار کنونی خانواده از علی عبدی است. دلیل عقبگرد فیشر و دیگران همین جاست. گاهی اوقات با خودم میگویم چه میشد اگر ما ابتدا بونوها را میشناختیم و سپس شامپانزه ها را یا اینکه اصلا شامپانزه ها را نمیشناختیم شاید اگر این اتفاق میافتاد بحث در مورد تکامل انسان این اندازه پیرامون خشونت جنگ و سلطه جنس نر نمیچرخید بلکه پیرامون مسائل جنسی همدلی مراقبت و همکاری دور میزد در آن صورت چه چشمانداز ذهنی متفاوتی پیدا میکردیم فرانس دوال میمون درونی ما ضعف نظریه میمون قاتل در مورد خواستگاه انسان در پرتو آنچه که امروزه در مورد رفتار می دانیم، میدانیم عیان میشود با این حال دوال به خوبی نشان می دهد که حتی بدون داده هایی که از دهه 1970 در دسترس قرار گرفتند نیز بسیاری از عیوب نگرش شامپانزه محور هابزی ها نهایتا آشکار می شود. دوال توجه خوانندگان را به این واقعیت جلب می کند که نظریه میمون قاتل شکارگری را با تجاوز و خشونت اشتباه گرفته است. ابزارها را به دید سلاحهای جنگی می نگرد و زنان را اشیایی مفعول در رقابت با نرها دوال روایت تازه ای را پیش روی مخاطب قرار داده و بر پایی شواهد و مدارک موجود از عدم وجود جنگ های تازمان یافته بین جوامع شکارچی کنونی و گرایش آنان به مساوات خواهی و سخاوتمندی خبر می دهد. با تلاشی که نظری پردازان به خرج دادند تا این طور نشان دهند که زنان در ماقبل تاریخ تک همسر بودند، نظریات و استدلال های خود را به بیراهه کشندند. انگیزش به ظاهر قریزی مردان امروزی برای کنترل تمایلات جنسی زنان مشخصه ذاتی سرشت انسان نیست. این کنترل واکنشی است به شرایط اجتماعی اقتصادی خاص کنونی که بسیار متفاوت از آن چیزی است که گونه ما در طی روند تکامل زیستی تجربه کرده است. این واقعیت کلید فهم تمایلات جنسی در دنیای امروز است. دوال حق دارد که این رفتار سلسله مراتبی پرخاشگرانه و اقلیم محور را مختص موقعیت کنونی گونه ما بداند. همانطور که در فصلهای آتی خواهیم دید، این شیوهی برای سازگاری با دنیای اجتماعی است که با انقلاب کشاورزی بنیاد نهاده شد. از نگاه ما هلن فیشر، فرانس دوال و چند محقق دیگر خطر عبور از پلی را که بر روی جریان متلاطمی از حدس و گمانهای بیپایه و اساس پیرامون تمایلات جنسی انسان بنا شده است به جان خریدند اما آنان فاقد شهامت لازم برای عبور کامل از این پل بودند. آنها در نتیجه گیری های خیش تن به مصالحه عجیب و غریب دادند. هنگام رویارویی با این واقعیت غیرقابل انکار که موجودات انسانی مثل گونه های تک همسر رفتار نمی کنند، به صرافت می افتند که این واقعیت استوار را نابجا نشان دهند. از یک سو فیشر پدیده جهانی شکست ازدواج ها را با این استدلال توجیه می کند که پیوند جفتی بلند مدت به شکلی تکامل یافته است که تا زمان بزرگ شدن نوزاد و رسیدن او به سنین کودکی زمانی که بتواند بدون مراقبت پدر با دسته گردآورندگان همراه شود ادامه یابد. دوال نیز ابتدا میگوید که خانواده هستهی صرفا پدیده انسانی است، و پیوند جفتی کلیدی برای همکاری های پیچیده است که مشخصه گونه ماست. اما در ادامه نتیجه میگیرد که موفقیت ما به عنوان یک گونه زیستی عمیقا در گروه رها کردن روش زندگی بونوبویی و کنترل سفت و سخت تر تمایلات جنسی است رها کردن چطور فرد می تواند چیزی را که هرگز نداشته است رها کند پس دوال احتمالا موافق است که نوع انسان در دوره مشخص از حیات خود دارای آرامش و روابط جنسی متعدد بونوبویی بوده است گرچه هرگز به سراحت این موضوع را بیان نمی کند. در واقع دوال شهامت آن را ندارد که بگوید چه هنگام یا چرا اجداد ما چنین الگوی جنسی را رها کردند. جدول شماره دو صفحه 91 مقایسه رفتار اجتماعی جنسی بونوبو، شامپانزه و انسان و رشد نوزادانشان. ماده های انسان و بونوبو در کل چرخه قاعدگی به هنگام بارداری و شیردهی جفتگیری می کنند. در حالی که شامپانزه های ماده فقط در طول 25 تا 40 درصد از دوره قاعدگی از نظر جنسی فعال هستند. نوزاد انسان و بونوبو بسیار آهسته تر از نوزاد شامپانزه رشد می کند به طوری که تنها در حدود یک و سالگی شروع به بازی با دیگران می کند که بسیار دیرتر از نوزاد شامپانزه است. های ماده همانند انسان ها بلا فاصله بعد از زایمان به گروه اجتماعی بازگشته و به فاصله چند ماه شروع به جفتگیری می کنند. آنان ترس اندکی نسبت به پدیده بچه کشی دارند چیزی که هرگز در بونوباها چه آزاد و چه زندانی دیده نشده است بونوباها و انسانها از مدلهای جفتگیری بسیار متفاوتی لذت میبرند بونوباهای ماده مدل میشنری پوزیشن مدل رو در رو دراز کشیدن ماده به پشت و قرار گرفتن نر در جلو و نرها داگی سایل مدل سگی را ترجیح میدهند در حالی که شامپانزه ها مدل سگی را ترجیح میدهند ها و انسانها اغلب به هنگام جفتگیری به چشمهای هم خیره شده و یکدیگر را عمیقا میبوسند اما شامپانزه ها هیچ کدام از این کارها را انجام نمی دهند. واو وا فرج در انسان و بونوبا ها بین پاها قرار دارد و به سمت جلو متمایل است ولی در بین شامپانزه ها و سایر نخستی ها به سمت عقب است. در بین انسان و بونوبا ها تقسیم خوراک همبستگی بالایی با فعالیت جنسی دارد ولی در شامپانزه ها این همبستگی ضعیف است. در میان انسان ها و بنوبه ها درجه بالایی از تنوع در نوع آمیزش های جنسی وجود دارد. از این رو فعالیت های هم جنس گرایانه در هر دو گروه دیده می شود. ولی در میان شامپانزه ها نادر است. مالش اندام های جنسی تناسلی به یکدیگر جی تو جی در تمام جمعیت های مطالعه شده بنوبه ها آزاد و زندانی دیده شده است و ظاهرا این رفتار پیوند میان ماده ها را مستحکم می کند. اما چون این رفتاری در بین شامپانزه ها وجود ندارد. ضمن آنکه فعلا اطلاعاتی در مورد جی تو جی در میان انسان ها در دسترس نیست. در حالی که فعالیت جنسی در میان شامپانزه ها و سایر نخستی ها بیشتر در جهت تولید مثل است، بونوبوها و انسان ها از فعالیت جنسی برای تحقق اهداف اجتماعی، کاهش تنش، برقراری پیوند، حل کشمکش، تفریح و غیره بهره می پایان فصل چهارم سرشت جنسی انسان فراز و نشیب روابط جنسی از ما قبل تاریخ تا امروز نویسنده کریستوفر رایان ساسیلدا جفا ترجمه محبود مهدیان راوی آرش پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آبای بوف آوای بوف فصل پنجم چه کسی چه چیزی را در بهشت از دست داد؟ انسان یک بهشت را تصویر کرده با این تفاوت که بزرگترین لذتش را از آن حذف کرده است. لذتی که در قلب یکی که افراد نجاتش بهترین لذت به شمار می رود. آمیزش جنسی مثل این است که فردی در کبیری جگرسوز گم شده باشد و نزدیک به مرگ باشد و فرد ناجی به او بگوید که می توانی هر چه می خواهی آرزو کنی جز یک چیز آب مارک نامه از زمین معلوم شده است که باغ عدن اصلاً باغ نبوده است هر چیزی بوده جز یک باغ یک جنگل بوده است یک بیشه یک ساحل وحشی یک گرمدشت بیمرز یک دشت بیدرخت و دستخش باد همچنین معلوم شده که آدم و حوا از هیچ باقی بیرون انداخته نشدهاند بلکه به درون باغ انداخته شدهاند وقتی میگویم باغ چه چیز را در ذهنتان نش میبندد زمینی زیر کشت و مراقبت شده با چیدمانی مرتب سازمان یافته و از روی برنامه در چنین زمینی علفهای حرز به شکلی بیرحمانه حرس شده یا با سم از بین برده میشوند دانهها گزینش میشوند و بر زمین پاشیده میشوند چون اینجایی هیچ شباهتی به یک مکان طبیعی و خودرو ندارد و هر نوع رخداد برنامه ریزی نشده ای ناخوشایند و شوم است. اما این هیچ شباهتی به مکان زندگی آدم و هوا ندارد. داستان چنین میگوید که آدم و هوا پیش از حبوط از فیض و برکت برخوردار بوده و در آسودگی برهنه و ساده زندگی میکردند و هیچ چیز کم نداشتند. دنیای آنها هر چه که نیاز داشتند برایشان فراهم میکرد. غذا، سرپناه و یار. اما پس از حبوط دوران خوشی به پایان رسید. غذا که قبلا محبتی از یک دنیای بخشنده بود، حال باید از طریق کار دشوار به دست می آمد. زنان در زایمان با دشواری و رنج روبرو شدند و لذت جنسی که سابقا به هیچ احساس گناهی صورت می گرفت، از آن پس به منبعی از سرفکندگی و شرمندگی بدل شد. گرچه داستان انجیل اینطور میگوید که انسانهای اولی از باغ بیرون انداخته شدند اما آشکار است که این روایت در جایی وارونه شده است نفرین و دشنامی که حواله آدم و حوا می شود به دلیل تصمیم بحث برانگیزی است که آدم و حوا گرفتند و زندگی احتمالاً بیتنش و لذت بخش گشت زنی فوریجینگ به سبک بنوبه ها را با زندگی به سبک کشاورزی تعویز کردند. یعنی سبکی که باید از صبح تا شام بر روی زمین جان می کندند. در حقیقت مفهوم گناه آغازین اوریجینال سین نشان دهنده کوششی است برای توضیح این مسئله که اصلا چرا نیاکان ما حاضر به پذیرش چنین معامله نابرابری شدند داستان حبوط روایتی است از یک گزار دردناک گزار از یک زندگی همراه با شکارگری و گردآوری که قانونش این بود هر چیزی که در هر جا پیدا کردید بردارید به زندگی به سبک طاقت فرسای کشاورزی یعنی سبکی که سرشار بود از نبرد با حشرات، جوندگان، آب و هوا و زمینی که چندان با آنها راه نمی آمد. حال کشاورزان مجبور بودند به جای اینکه همچون اجدادشان صرفاً میوهی که حالا ممنوع شده بود را بیابند و به داخل دهان بگذارند برای به دست آوردن تکی نان عرق جبین بریزند. تعجبی ندارد که گشت زنان تقریبا هیچ رغبتی برای یادگیری فنون کشاورزی از اروپایی ها نشان ندادند. همانطور که یک گشت زن میگوید چرا باید چیزی کاشت وقتی مقدار فراوانی دانه ها و مغزهای های وحشی در دنیا وجود دارد. کتاب همچون کتاب حاضر که درباره سرشت انسان هستند باعث درد سرند. چرا که در این زمینه همه خود را متخصص میدانند؟ از آنجا که همه ما انسان هستیم در مورد سرشت انسان نقطه نظراتی داریم و این ترگمان می کنیم که برای فهم سرشت انسان تنها اندکی عقل سلیم نیاز است و کمی توجه به چیزهایی که همواره با آنها تمایل داریم یا از آنها بیزاریم. در نگاه اول موضوع ساده به نظر می رسد. ولی باید بدانید که فهم سرشت انسان هر چیزی هست جز ساده. سرشت انسان به همان اندازه خاک برداری شده دوباره کاشته شده، وجین شده، کود داده شده، دیوار کشی شده، بزر پاشی شده و آبیاری شده است که هر باغ یا زمین گلف ساحلی می شود. در حقیقت انسان بسیار بیش از آنچه کشت کرده خود زیر کشت بوده است. موضوع از این قرار است که جوامع ما را با اهداف نامعلومی اهلی می کنند. ابعاد ویژه از رفتار و تمایلات ما را پرورش داده و تقویت می کنند. در حالی که برخی دیگر را که ممکن است فتنه انگیز و اخلالگر باشد حذف و نابود می کنند. به این ترتیب می توان گفت جامعه مبتنی بر کشاورزی به همان اندازه که گیاهان و حیوانات را اهلی کرده انسان را نیز اهلی کرده است. همانند تنوع مواد غذایی در که ما از تنوع ابعاد سرشت انسان نیز پیوسته در حال کاهش بوده است. مهم نیست که عنصر مورد نظر چقدر مغزی باشد. مسئله این است که هر چیز وحشی و جین می شود هرچند همانطور که خواهیم دید بعضی از این علف های اصطلاحا هرزی که در ما میرویند ریشهشان تا گذشته مشترکمان عمیق است مشکلی نیست بجینشان کنید اما آنها دوباره و دوباره سبز خواهند شد آنچه در زمین های زراعی و همینطور از هان اعضای یک جامعه کاشته می شود، برای اعضایی که در جامعه مذکور زندگی می کنند مفید نیست. مواردی وجود دارد که چیزی به یک جامعه به طور کل سود میرساند و در عین حال برای اکثر اعضای آن جامعه بحران آفرین است مثلا اعضای یک جامعه در جنگ ها شرکت می کنند. رنج میکشند و کشته می شوند اما ممکن است جامعه مذکور از آن نفع بسیار ببرد سموم صنعتی رها شده در هوا و آب قراردادهای تجارت جهانی مواد غذایی که از نظر ژنتیکی دستکاری شدهاند همه اینها توسط افرادی پذیرفته می شود. که به احتمال زیاد از این معامله متضرر خواهند شد. این تمایز میان منافع فرد و گروه کمک می کند توضیح دهیم که چرا از گزار به دوران کشاورزی معمولا به عنوان جهشی بزرگ رو به جلو یاد می شود. در حالی که برای بیشتر کسانی که آن دوران را تحمل کردند چیزی جز یک فاجعه و مصیبت رنجاور نبوده است. بقایای اسکلت هایی که از نقاط مختلف جهان جمع ولی شده و مربوط به دوران گذار از گشت زنی به کشاورزی هستند همگی از داستان مشابهی حکایت دارند قحطی روزافزون فقر ویتامین اختلال در رشد کاهش شدید در طول عمر افزایش خشونت جایی برای دلخوشی باقی نمیگذارد همانطور که خواهیم دید برای بیشتر انسانها گذار از گشت زنی به کشاورزی به جای آنکه جهشی بزرگ رو به جلو باشد حبوطی سرگیجه آور از دنیایی پر از فیض و برکت بوده است اجتماعی بودن و آمیزش جنسی به طور شبانه روزی اگر شک دارید که انسان بیش از هر چیز حیوانی اجتماعی است کافیست در نظر بگیرید که بجز اعدام یا شکنجه بدنی همواره بدترین مجازات در هر جامعه ای تبعید بوده است اما از آنجا که امروزه مکانی خالی از سکنه برای تبعید بدترین زندانی ها باقی نمانده به عنوان جدیترین شکل مجازات به تبعید داخلی رو آورده ایم. زندان انفرادی وقتی سارت می گفت دوزخ دیگرانند سخنی وارونه می گفت. این نبود دیگران است که برای انسان جهنم به بار می آورد. انسانها آنقدر نیازمند ارتباط اجتماعی هستند که زندانیان تقریبا در همه نقاط جهان همنشینی با آدمکش های روانی را به تنهایی های طولانی مدت ترجیح می دهند. خبرنگاری به نام تری اندرسون در حالی که از تجربه هفت سالی دشوارش به عنوان گروگان در لبنان یاد میکرد گفته بود من ترجیح دهم که بدترین هم نشین را داشته باشم تا اینکه هیچ هم نشینی نداشته باشم. نظریه پردازان تکامل شیفته آن هستند که شگفتانگیزترین ویژگی های جانوران گوناگون را تبیین کنند. چرا شاخ گوزن شمالی به این شکل تکامل یافته؟ چرا گردن زرافه چون این دراز شده است؟ چرا یوز پلنگ وحشی قادر است چون این سریع حمله کند؟ موضوع از این قرار است که این ویژگی ها باستاب محیطی است که این جانوران در آن تکامل یافتند و همینطور جایگاه های ویژهی که در محیط یاد شده اشغال اند. اما ویژگی برجسته گونه ما چیست؟ غیر از آلت جنسی بسیار بزرگ در جنس مذکر انسان به جلد چهارم نگاه کنید انسان از لحاظ بدنی چندان پرعباحت نیست. یک شامپانزه معمولی که وزنش نصف وزن ماست چهار یا پنج برابر آتش نشانهای سیبیلو زور دارد. تعداد بسیار زیادی از حیوانات قادرند از ما سریعتر بدوند، عمیقتر شنا کنند، بهتر به جنگند، فاصله دورتری را ببینند، بوهای ضعیفتری را تشخیص دهند و صداهایی را بشنوند که ما از شنیدن آن ناتوانیم. پس ما در چه چیزی حرفی برای گفتن داریم؟ چه چیزی در مورد انسانها اینقدر خاص است؟ پاسخ تعامل بی نهایت پیچیده ما با هم معلوم است بشه فکر می کنید های بزرگ درست است اما مغزهای های بی همتای ما نتیجه تعامل اجتماعی پر از گفتگوی ما با یکدیگر است گرچه بحث در مورد علت رشد سریع مغز انسان همچنان ادامه دارد اما اکثر دیدگاه ها با دیدگاه انسان شناسی به نام ترانس دبلیو con همسوست که می نویسد نقل قول دلیل تکامل مغز انسان نه صرفاً برآوردن نیازی عمومی به هوش بیشتر بلکه کسب ظرفیت لازم برای زبان بوده است. پایان نقل قول در یک حلقه بازخوردی کلاسیک مغزهای بزرگ ما هم نیاز ما به ارتباط پیچیده و ظریف را تأمین می کند و هم خود از این ارتباط پیچیده و ظریف نتیجه می شود. زبان به نوبه خود امیغترین و منحصر به فردترین مشخصه ما را ممکن می سازد. توانایی شکل دادن و حفظ یک شبکه اجتماعی انعتاف چند بودی و قابل تطبیق. شاید بتوان گفت که مهمترین مسئله در مورد انسان این است که او اجتماعی ترین موجود زنده است. علاوه بر مغزهای بیش از حد بزرگمان و توانایی زبانی مرتبط با آن که مختص انسان است، ما یک ویژگی منحصر به فرد دیگر نیز داریم تعجب آور نیست که این ویژگی نیز با ویژگی حیاتی ما یعنی اجتماعی بودن ما در هم تنیده است. ما در مسائل جنسی. هیچ حیوانی در روی کره زمین به اندازه هوموساپینس نام علمی گونه انسان وقت خود را در طول زندگی صرف مسائل جنسی نمی کند. حتی بونوها که به شهوتی بودن مشهورند نیز به گرد ما نمی رسند. گرچه هم ما و هم بنوبوها به ازای تولد هر فرزند صدها بلکه هزاران بار آمیزش جنسی انجام می دهیم یعنی بسیاری بیشتر از هر نخستی دیگر اما اعمال بنوبوها بسیار مختصرتر از ماست در واقع حیواناتی که الگوی جفتیابیشان به شکل یک زوج و تک همسر است تقریبا همیشه از نظر جنسی بسیار کمکار هستند و همان گونه رفتار می کنند که واتیکان توصیه می کند به ندرت بی هیاهو و تنها به قصد تولید مثل. اما انسان ها صرف نظر از قومیت و مذهبشان در بالاترین رتبه شهوانیت قرار دارند. آنها نماد بیش فعالی جنسی هستند. در انسان و بنوبه ها تمایلات جنسی وسیلهی برای کسب لذت و همینطور تحکیم پیمان و دوستی است. به یاد بیاورید که از نظر تاریخی ازدواج نیز بیشتر معادل با ادغام دو نهاد مالی بود تا اعلام یک عشق ابدی. برای این دو جانور و ظاهرا تنها برای این دو جانور آمیزش جنسی با هدفی غیر از تولید مثل امری طبیعی و مشخصه این دو جانور محسوب می شود. آیا این همه پرداختن به آمیزش جنسی عملی اصطلاحا حیوانی محسوب نمی شود؟ به هیچ وجه در واقع اکثر جانوران در دنیای حیوانات تنها طی دوره کوتاه مدت که جنس مادهشان در حال تخمک گذاری است دست با آمیزش جنسی میزنند تنها دو جانور می توانند این کار را هر هفته و به دلایلی غیر از تولید مثل انجام دهند یکی انسان و دیگری جانوری بسیار شبیه به انسان به این ترتیب آمیزش جنسی از برای کسب لذت و آن هم با شریک های جنسی متعدد بیشتر عملی انسانی است تا حیوانی در واقع باید گفت که این آمیزش جنسی محدود و آن هم تنها به قصد تولید مثل است که شایسته برچسب حیوانی است به عبارت دیگر میمونی که از نظر جنسی بیش از اندازه فعال است حرکتی انسانی انجام داده است و یک زن و مرد بی علاقه به آمیزش جنسی که تنها سالی یکی دو بار آمیزش جنسی دارند عملی اصطلاحا حیوانی انجام دادند. اگرچه بسیاری از افراد تلاش می کنند تا شهوانیت انسانی خود را از خود و دیگران پنهان کنند اما از آنجا که این موضوع نیروی طبیعی است موانع را از سر راه خود برمیدارد بسیاری از آمریکایی های درست کار و شریف از نحوهی که الویس پریسلی در حال خواندن راک اند رول میان تنش را حرکت میداد برمیاشفتند اما چند نفر از آنها متوجه بودند که عبارت راک اند رول چه معنایی دارد مورخ فرهنگی مایکل ونتورا که ریشه های موسیقی آفریقایی آمریکایی را بررسی می کرد، متوجه شد که عبارت راک اند رول از کافه های کوچک جنوب شهر منشأ گرفته است این عبارت که بسیار پیش از ظهور الویس استفاده می شده آنطور که ونتورا توضیح می دهد به معنای یک سبک موسیقی نبوده بلکه به معنای جمع کردن تو فاک بوده است. حداقل از دهه 20 واژه راک در آن محافل تقریبا به این معنا به کار می رفته است. ونتورا می گوید تا عواست دهه 1950 که این عبارت در فرهنگ عامه به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت دیجی ها یا نمی دانستند دارند چه می یا اینکه تر از این بودند که اعتراف کنند از ماجرا باخبرند اگر اد سالیوان پیر و بدعنق متوجه میشد که این رول جدید که جوانها دیوانش هستند و او از آن تجلیل میکند سبکی آمیخته به ارجاعات جنسی است اوضا خیلی بد میشد میلیاردها دلاری که روانه پورنوگرافی شود به کنار تصاویر مربوط به پستانها و باسنها در تلویزیون تبلیغات و فیلمهای سینمایی به کنار آوازهای عاشقانه که هنگام ورود به یک رابطه عاطفی جنسی میخوانیم و ترانه های غمگینی که با پایان یافتن رابطه ها زمزمه میکنیم به کنار حتی اگر هیچ یک از اینها را به حساب نیاوریم همچنان درصدی از زندگی ما انسان ها که صرف اندیشیدن، برنامه ریزی، اقدام و یادآوری مسائل جنسی می شود به طور چشمگیری بیش از سایر جانوران این سیاره است. علا پایین بودن نسبی میزان باربری در انسان تعداد زنانی که تا به حال بیش از دوازده فرزند داشتند اندک است گونی ما قادر است به طور شبانه روزی آمیزش جنسی داشته باشد و در این کار کوتاهی نیز نمی کند. اگر قرار بود مکان تولدم را خودم انتخاب کنم جایی را برمیگزیدم که همه یکدیگر را بشناسند آنگاه دیگر نه اعمال پلید و فسق و فجور ما می توانست از قضاوت و موشکافی جامعه پنهان بماند و نه اعمال نیک و پرهیزکارانه ما ژان روسو گفتاری در باب ریشه نابرابری 1754 روسو در زمان و مکان اشتباهی به دنیا آمد اگر 20 هزار سال پیش در میان هنرمندانی متولد شده بود که بر دیوار قارهای اروپا مشغول نقاشی گاوهایی به اندازه واقعی بودند تمام اعضای اجتماع خود را می شناخت. حتی اگر در زمان خود ولی در یکی از جوامع فراوانی که هنوز به واسطه کشاورزی تغییر نکرده بودند به دنیا آمده بود با همان روابط اجتماعی در هم روبرو شد که خواهانش بود. این حس تنها بودن حتی در شهری شلوغ و پر جمعیت جنبه غریبی از زندگی انسان امروز است. درست مثل خیلی چیزهای دیگر که در این سبک زندگی وابسته به کشاورزی قریب می نماید. توماس هابس که با عینکی متعلق به زمانی بیش از حد شلوغ خود به تاریخ مینگریست تصور میکرد که زندگی انسان در مقابل تاریخ به سرز طاقت فرسایی در تنهایی و انزوا سپری می شده است. ما نیز امروزه در حالی که تنها با دیوارهای نازک، گوشیهای تلفن ظریف و برنامه های شخصی من از تعداد بیشماری افراد غریب جدا شده ایم، این طور تصور میکنیم که اجدادمان چه احساس قنباری از انزوا و تنهایی داشتند. سرگردان در علفزارهای مواج پیش از تاریخ ما، اما واقعیت این است که این فرض ظاهرا معقول به کلی اشتباه است. زندگی اجتماعی گشت زنان از چنان ارتباطات عمیق و فراوانی برخوردار بوده است که کمتر کسی از ما میتواند آن را تصور و یا تحمل کند. برای آن دسته از ما که در جوامعی متولد شده و پرورش یافته که حول اصول در تنیده فردیت، حریم شخصی و مالکیت خصوصی سازمان بندی شده اند، دشوار است بتوانیم جوامع در را تصور کنیم که تقریبا تمام مکانها و دارایی متعلق به همگان بوده و هویت بیشتر جمعی بوده تا فردی. از مناسبات مربوط به نخستین روز تولد گرفته تا آین هنگام مرگ زندگی یک گشت زن مملو از تعامل، مناسبات مشترک و وابستگی شدید و دائم به یکدیگر بوده است. در این بخش ما اولین قسمت از گفته معروف هابز در باب زندگی انسان پیش از تاریخ را به بحث خواهیم گذاشت و نشان خواهیم داد که زندگی انسان پیش از تاریخ پیش از ظهور دولت به هیچ وجه در تنهایی و انزوا سپری نمی شده است. پایان فصل پنجم سرشت جنسی انسان فراز و نشیب روابط جنسی از ما قبل تاریخ تا امروز نویسنده کریستوفر رایان ساسیلدا جفا ترجمه محبود مهدیان راوی آرش پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آبای, آبای بوف فصل ششم کدام پدر تو هستند؟ نظر به رواج فراوان گروه های خانوادگی امروزی که دیگر از یک زوج انحصاری تشکیل نشده اند، متوجه نمی شدم که چرا باید همچنان کسی پافشاری کند که نیاکان ما از نوع خانواده های هستهی تک همسر بوده اند و پرباندینگ پیوند دو نفره طبیعی تر از سایر الگوهای رابطه است. ماروین هریس پرنده ها و زنبور های آمازون متفاوت از پرنده ها و زنبور های منطقه ما هستند. اما این همه ماجرا نیست. در آنجا نه تنها یک زن می تواند تنها تا حدودی حامله باشد بلکه بیشتر زنان تا حدودی حاملند. در این جوامع باور مشترکی وجود دارد که دانشمندان آن را پارتیبل پترنیتی پدری بخش پذیر می نامند. علاوه بر این در مورد حاملگی نیز عقیده بدیی وجود دارد. جنین از انباشت منی درست شده است. دو انسان شناس به نام های استیفن بکرمن و پال ولنتاین توضیح می دهند که در این جوامع پرگنانسی حامل شدن یک پدیده نسبی و درجه است و مرز مشخصی با گستیشن دوران حاملگی ندارد. از دید این جوامع تمام زنانی که از لحاظ جنسی فعال هستند تا حدودی حاملند. به عبارت دیگر در طول زمان منی در رحم انباشت می شود و جنین شکل می گیرد. به دنبال آن آمیزش های بیشتری صورت می گیرد و منی اضافه شده باعث رشد بیشتر جنین می شود. در این فرهنگ ها عقیده بر این است که اگر زنی پس از قطع عادت ماهیانه از آمیزش جنسی دست بکشد جنین از رشد باز میماند این نوع نگاه به منی به عنوان عامل رشد جنین در واقع به نتایج جالبی در مورد رفتار جنسی مسئولانه منتهی می شود. در توضیح این مسئله باید بگوییم که همچون تمام مادران جهان در این جوامع نیز یک زن مشتاق است تا برای فرزندش هر مزیت ممکنی را در طول زندگی او فراهم کند. به این منظور معمولا به دنبال آمیزش جنسی با دسته ای از مردان خواهد بود زیرا خواستار آن است که بهترین شکارچیان بهترین داستانگویان شوختبترین، مهربانترین خوشسیماترین قویترین مردان و غیره در تولید فرزند او سهم داشته باشند به این امید که کودکش در واقع خمیره و جوهره ی هر یک از این مردان را در خود داشته باشد پژوهش انسانشناسی نشان می‌دهد که این نوع نگاه به حامله شدن و رشد جنین در میان تعداد زیادی از جوامع آمریکای جنوبی از جوامع گردآورنده شکارچی ابتدایی گرفته تا جوامع کشاورزی وجود دارد نام برخی از این جوامع عبارتند از آچه آرابته باری کانلا کاشیناهوا کوریپاکو اسهجا، کایاپو کالینا ماتیس مهیناکو پیاروها پیراها سکویا سیونا واراوا یانومامی و یکوانا جوامعی از ونزوئلا گرفته تا بولیوی این نوع نگاه به تولید مثل نه یک پدیده نادر قوم نگاران است و نه یک ایده عجیب که در فرهنگ‌های نزدیک به هم منتشر شده باشد پدیده پدری بخش پذیر مختص به آمریکای جنوبی نیست در میان فرهنگهایی نیست که هیچ مدرکی مبتنی بر برخورد آنها با سایر جوامع در طول هزاران سال وجود ندارد چون این باوری به چشم میخورد. برای مثال لوسی های پاپوهای گینه نو بر این باورند که رشد جنین به آمیزش های متعدد و غالباً با مردان مختلف وابسته است. حتی امروز جوانان این قوم که فهمشان از تولید مثل تا حدودی مدرن شده است همچنان عقیده دارند که یک نفر می تواند از بیش از یک پدر ناشی شده باشد. همانطور که بکرمن و ولنتاین توضیح می دهند به سختی میتوان به نتیجه جز این رسید که الگوی پدری بخش پذیر یک باور قومی کهن است که قادر است به شکلی کارآمد از بنیان خانواده حمایت کند. این نوع خانواده مراقبت هایی را که کودک با آن نیاز دارد به شکلی موفق تامین می کند و کودک را با موفقیت به بزرگسالی می رسند. وقتی یک انسان چناس که در پاراگوه مشغول پژوهش بود از افراد قوم آچه خواست تا پدرشان را معرفی کنند با یک معمای ریاضی روبرو شد معمایی که تنها با درک معنی واجه ها قابل حل بود. 321 نفر از قوم آچه مدعی شدند که بیش از 600 پدر دارند. چه کسانی پدران شما هستند؟ معلوم شد که افراد قوم آچه چهار نو پدر دارند. طبق گفته یک انسانشناس به نام کیم هیل، این چهار نو پدر عبارتند از میار، پدرهایی که آن را داخل قرار می دهند. پروار، پدرهایی که آن را مخلوط می کنند. ممبار، پدرهایی که آن را بیرون می آورند و بیکوار پدرهایی که خمیره کودک را فراهم می کنند. کودکانی که چند پدر دارند به جای اینکه به عنوان حرامزاده یا ولد زنا ترد شوند از مزیت حمایت توسط بیش از یک پدر برخوردار می شوند. انسان شناسان محاسبه کردند که شانس زنده ماندن و گذشتن از دوران کودکی برای این کودکان به طرز معناداری بیش از کودکانی است که در همان جوامع زندگی می کنند اما تنها یک پدر شناخته شده دارند. در این جوامع یک مرد به جای اینکه نگران این باشد که میراث ژنتیکیش به خطر بیفتد نسبت به پدران دیگر به دلیل کمک در آفرینش و مراقبت از یک کودک قویتر احساس قدردانی دارد برخلاف روایت مرسوم که پیش بینی می کند این مردان از غیرت کف به دهان آورند بین این مردان به دلیل حس مشترک پدری و فرزندانی که با کمک هم به وجود آوردند پیوند عمیقی وجود دارد آنگونه که بکرمن توضیح می دهد، حتی در موقعیت ناگوار این الگو می تواند امنیتی بیش از معمول برای کودک فراهم سازد. نقل قول میدانی که اگر بمیری چند مرد دیگر هستند که به عنوان بازمانده وظیفه مراقبت از دست کم یکی از فرزندان تو را عهده خواهند گرفت. پس چشم بستن بر و یا حتی به فال نیکی گرفتن این که همسرت مشوق دیگری برمیگزیند تنها چیزی است که می توانی روی آن حساب کنی. پایان نقل قول اگر برخی خوانندگان فکر می کنند که این رفتارها صرفا یک سری رفتارهای بد بی ای دی بیزار اندیستند عجیب و غریب است و به آنها مربوط نمی شود باید بگوییم که مثالهای آشناتر و ملموستری نیز وجود دارد لذت نهفته در تبادلات اجتماعی جنسی فهمیدن تا حد زیادی همچون آمیزش جنسی است هر دو هدفی کاربردی دارند اما به این دلیل نیست که افراد به آنها میپردازند. فرانک اوپنهایمر دزموند موریس در اواخر دهه 70 و اوایل 80 ماها به بررسی یک تیم فوتبال حرفه‌ای در بریتانیا پرداخت و بعدها دیدگاه‌هایش را در کتابی به نام The Soccer Tribe قبیله فوتبال چاپ کرد. همانطور که عنوان این کتاب نشان می‌دهد، موریس متوجه شد که رفتار هم تیمی ها به شدت شبیه به رفتاری است که در پژوهش پیشین خود در مورد گروه‌های قبیله‌ای با آن برخورده بود. او متوجه شد که دو رفتار به طور ویژه‌ای در هر دو محیط برجستند. یکی هم سطح بودن افراد همگروه و دیگری نبود انحصارگرایی. موریس نوشت نقل قول. اولین چیزی که هنگام گفتگوی همتیمی ها با یکدیگر توجه شما را به خود جلب می کند حاضر جوابی و نیشدار بودن گفتگوی بین آنهاست. شوخ طبعی آنها معمولا بیرحمانه است و از آن برای برخورد با هر عضوی استیم که کمترین نشانی از خودبینی بروز دهد به کار می رود. پایان نقل قول اما جلوه های مساوات خواهی پیشا تاریخی این افراد تنها به جریمه اعضای خودبین در رختکن محدود نمی شود و در مورد مسائل جنسی نیز صادق است. نقل قول اگر یکی از آنها فرصتی برای آمیزش جنسی بیابد، انحصار طلبی نمی کند و خوشحال می شود که همکیمیهایش نیز با آن زن آمیزش کنند. پایان نقل قول اگرش ممکن است برخی از خوانندگان این عمل را به حساب سنگدلی این افراد بگذارند اما موریس به خواننده هایش اطمینان داد که نبود حسادت جنسی صرفا نشان دهنده این است که خودخواهی افراد نسبت به هم ها تا چه حد سرکوب می شود هم در میدان بازی و هم در خارج از آن همانطور که برای اعضای معنس و مذکر در بسیاری از جوامع گشت زن صادق است روابط مشترک و ضربدری برای ورزشکاران حرفه‌ای، موسیقیدانان و زنان طرفدار آنها می تواند انسجام و پیوستگی گروه را افزایش داده و در یک جهان نامطمئن درجه ای از امنیت را برای افراد فراهم کند. به واقع گاهی اوقات و شاید در اکثر اوقات آمیزش جنسی در انسان تنها برای کسب لذت یا تولید مثل صورت نمی گیرد. در اجتماع بزرگسالان داشتن نیم نگاهی به روابط جنسی گاه و بیگاه می تواند کارکردهای اجتماعی مهمی نیز داشته باشد. کارکردهایی که از ارزای جسمی صرف بسیار فراتر می روید. بیایید این شور جنسی با تراوت را در قالب کلمات خشک دانشگاهی بیان کنیم. فرض ما این است که در جوامع کوچک چادرنشین و ظاهرا در دیگر گروه هایی که بین اعضا و بستگی متقابل وجود دارد SEX socioerotic Exchanges تبادلات اجتماعی جنسی می تواند باعث تقویت روابط موجود بین افراد گردد و شبکه پر اهمیت و با دوام از عواطف پیوستگی و تعهد متقابل ایجاد کند. از لحاظ تکاملی به سختی میتوان در اهمیت چنین شبکه های اقراق کرد. از هر چه بگذریم بیش از هر چیز به دلیل وجود همین گروه های انعطاف پذیر و سازگار شونده بوده است که گونه کند، ضعیف و نه چندان برجسته ی ما توانست دوام آورد و در نهایت بر تمام سیاره چیره شود. البته نباید از حلقه بازخوردی رشد مغز و توانایی زبانی که هم از وجود این گروه ها ناشی شدند و هم به گروه ها سرعت بخشیدند قافل شد. بدون تبادلات اجتماعی جنسی مکرر بعید است که دسته های گشت زن قادر می شدند برای هزاران سال تعادل اجتماعی و شکوفایی خود را حفظ کنند. در گروه هایی که پدر کودکان نامعلوم یا اشتراکی بوده است و بزرگسالان به طور مشترک از کودکان مراقبت می کردند و هر کودک به احتمال زیاد با بیشتر یا همه مردان گروه خویشاوند بوده است، اگر نه همواره به شکل پدر فرزند اما مطمئنا به شکل امو, امو و غیره تبادلات اجتماعی جنسی برای ایجاد همبستگی بین بزرگسالان امری ضروری بوده است. پانویس نویسنده در ارتباط شخصی با دان پولاک او در مورد مفهوم پدری اشتراکی به نکته جالبی اشاره کرد. نقل قول من همواره عقیده اقوام کالینا را مبنی بر اینکه بیش از یک مرد می تواند پدر زیستی یک کودک باشد به شکل جالبی از نظر ژنتیکی نیز صحیح می دیدم. به عبارت دیگر در یک جمعیت کوچک خیشاوند یا نزدیک به آن پس از نسلهای بسیار ازدواج با یکدیگر هر کودک با تمام مردانی که با مادرش رابطه جنسی دارند اشتراک ژنتیکی فراوانی دارد و حتی با آنهایی که با مادرش رابطه جنسی ندارند پایان نقل قول از آنجا که این ارتباطات در هم تنیده برای پیوند اجتماعی بسیار حیاتی هستند سرپیچی از آنها میتوان مشکل ساز باشد یک انسانشناس به نام فیلیپ اریکسون وقتی در مورد قوم ماتیس می نویسد تایید می کند که نقل قول پدری اشتراکی چیزی بیش از یک امکان نظری است. آمیزش جنسی خارج از ازدواج نه تنها به گستردگی صورت می گیرد و معمولا تحمل می شود بلکه در بسیاری موارد اجباری است. متعهل یا مجرد هر فرد وظیفه اخلاقی دارد که به پیشروی های جنسی اموزاده از جنس مخالف پاسخ گوید. خواه این پیشروی واقعا برای آمیزش جنسی باشد یا چیزی مربوط به سلسله مراتب تا به این شکل مانع آن شود که به او برچسب خصاصت جنسی زده شود چرا که چون این برچسبی در اخلاقیات قوم ماتیس جرمی بسیار جدیتر از خیانت جنسی آشکار محسوب می شود. پایان نقل قول ظاهرا برچسب خصاصت جنسی موضوعی برای شوخی و خنده نیست اریکسون در مورد مرد جوانی می نویسد که ساعتها در کلبه این انسانشناس مخفی شده بود تا از دست دختر خاله دختر امه شهوتی خود در امان بماند زیرا اگر دختر خاله دختر عمش، او را گیر می خلاف قانون بود که دست رد به سینه دختر خاله بزند جدیتر این که در جشنهای خالکوبی قوم ماتیس آمیزش جنسی با شریک یا شریک های جنسی خود به شدت ممنوع است تا جایی که مجازات های بسیار سنگین و حتی مجازات مرگ در پی دارد. ولی اگر این صحیح باشد که تبادلات اجتماعی جنسی نقشی مرکزی در پیوستگی جوامع پیش از تاریخی فا کرده است، باید بتوان بقایایی از چنین رفتارهای جنسی رها از شرم و سرفکندگی در همه نقاط دنیا، هم در گذشته و هم حال حاضر پیدا کرد. ما این کار را انجام دادیم. در میان اقوام ماهاو، زنان به دلیل رفتارهای سهل‌گیرانه و عدم تمایلشان به جفت شدن با یک مرد معروف بودند. سزار بله همان سزار با آشفتگی از بریتانیای اصر آهن یاد می کند که ده یا حتی دوازده نفر با یکدیگر زنان مشترک دارند به خصوص برادران با هم شریک می شوند. کاپیتان جیمز کوک و خدمش در طول سه ماه اقامت در تاهیتی به سال 1769 متوجه شدند که اهالی تاهیتی هر هوس و خواسته ای را در برابر ناظرین برآورده می کنند. در گزارش سفر کوک که نخستین بار در سال 1773 منتشر شد، جان هاوکس وورث نوشته است یک مرد جوان تقریبا 180 سانتی بدون کمترین احساس شرم و خجالت در برابر چشمان عده کمی از افراد ما و تعداد زیادی از بومی ها تشریفات ونوس را با دخترکی 11 یا 12 ساله اجرا می کرد. گویی که این با سنت آنجا کاملا هم نوا بود. بعضی از زنان مسنتر جزیره که این نمایش عاشقانه را تماشا می کردند به راهنمایی دخترک می پرداختند. هرچند که کوک به ما می گوید با وجود اینکه دخترک سنی نداشت به نظر نمی رسید نیاز چندانی به راهنمایی آنها داشته باشد. ساموئل ولیس کاپیتان یک کشتی دیگر که مدتی را در تاهیتی گذرانده بود گزارش کرد که در مجموع زنان این منطقه بسیار خوش سیما هستند بعضی از آنها از نظر زیبایی فوقالعاده هستند اما پاکدامنی آنها در مواجهه با میخ دوام چندانی ندارد شیفتگی تایتی ها به آهن منجر به معامله غیررسمی بین خدمه کشتی و زنان محلی شده بود. یک دانه میخ در ازای آمیزش جنسی. تا زمانی که ولیس تاهیتی را ترک کرد، بیشتر مردانش در عرشه کشتی میخوابیدند. زیرا دیگر هیچ میخی باقی نمانده بود تا ننوی خود را به آن بیاویزند. در جزایر تروبریاند امروزی جشن دروی سیب زمینی برپا می که طی آن گروههایی از زنان جوان در جزایر پرسه میزنند و به مردانی که از دهکده خود نیستند تجاوز می کنند و از قرار معلوم اگر مردان آنها را راضی نکنند با دندان ابروهای آنها را میکنند در یونان باستان در های آفرودیسیا دیونیسیا و لنیا روزهایی برای آمیزش جنسی آزاد وجود داشت در روم اعضای فرقه باکوس حداقل پنج بار در ماه میزبان مجالس ایچ نوش بودند و جزایری در اقیانوس آرام جنوبی با وجود تلاش های برنامه ریزی شده ی چندین نسل از مبلغان مسیحی برای جا انداختن مفهوم شرم هنوز به دلیل رفتارهای جنسی آزاد و سهرگیرانهشان مشهورند. بسیاری از برزیلی های امروزی در کارناوال ها و جشن ها همه چیز را کنار میگذارند و در تشریفات آمیزش جنسی خارج از ازدواج که مبتنی بر رضایت طرفین است و سکاناگام نام دارد شرکت می کنند. ماجراهایی که در نیو اورلان و لاس اتفاق می افتد در برابر این جشنها پیش پا افتاده هستند. گرچه ممکن است که شرکت مشتاقانه زنان در این فعالیتها بعضی از مخاطبان کتاب را حیرت زده کند، اما باید تأکید کنیم که برخلاف آنچه داروین و دیگران فرض کرده اند، دلیل کنارگیری جنسی زنان در جوامع مدرن بیشتر فرهنگی است تا زیست شناختی. بیش از 50 سال پیش کلنفورد و فرانک بیچ که در زمینه مسائل جنسی تحقیق می کردند اعلام کردند که نقل قول در جوامعی که معیارهای دوگانه دبل استاندارد بر مسائل جنسی زنان و مردان حاکم نیست و طیف گوناگونی از فعالیتهای جنسی مجاز شمرده می شود زنان به همان اندازه مردان از فرصتهای جنسیشان مشتاقانه استفاده می کنند. پایان نقل قول به همین نحو رفتار جنس ماده در نزدیکترین اموزاده های نخستی ما گواه دیگری از این واقعیت است که بیمیلی زنان از مسائل جنسی به دلیل دقدقه های زیست شناختی نیست. در عوض مردیف اسمال نخستی شناس عنوان کرده است که برای نخستی های ماده جدید بودن شریک جنسی به شدت جذاب است. هنگام جفتگیری نرهای ناشناس در مقایسه با نرهای آشنا با هر ویژگی جایگاه بالا، جسته بزرگ، رنگ پوست، جوریدن مداوم، سینه مودار، زنجیرهای طلایی، انگشت کوچک و هر چیز دیگر برای مهندس ها جذابتر هستند. سمال می نویسد که نقل قول تنها علاقه مشترکی که در میان عموم نخستی ها مشاهده می شود علاقه به تازگی و تنوع است. در حقیقت جستجوی ماده ها برای مورد های ناشنا بیش از هر ویژگی دیگری به چشم می آید. پایان نقل قول سخن فرانس دوال می تواند در مورد هر یک از جوامع آمازونی که پیش از این ذکر شد صادق باشد ولی می نویسد نقل قول نر از اینکه کدام دفعه از آمیزش منجر به بارداری می شود هیچ اطلاعی ندارد تقریبا هر کودکی که در گروه بزرگ می شود می تواند متعلق به او باشد اگر قرار باشد کسی جامعه ای که در آن وضعیت پدری نامعلوم است بنا کند به سختی میتواند بهتر از آنچه مادر طبیعت برای این جوامع طرح ریخته پیشنهاد دهد پایان نقل قول گرچه سخنان دوال میتواند در مورد هر یک از جوامع فراوانی که به آمیزش جنسی آینی خارج جفتی میپردازند صادق باشد اما در حقیقت او این مطلب را در مورد بونووها نوشته است این تأکیدی است بر شباهت جنسی سه تن از نزدیکترین میمونهای انسان نما به یکدیگر شامپانزه و اموزاده خود درگیرشان انسان با توجه به بیش فعالی جنسی انسان ها، شامپانزه ها و بونوبه ها این سوال مطرح می شود که چرا بسیاری همچنان اصرار دارند که زنان در تمامی دوران تکامل انسان طی میلیون ها سال از نظر جنسی انحصاری عمل می کردند. علاوه بر تمامی شواهد و مدارک مستقیمی که در اینجا ارائه شده است، نکات بسیاری نیز وجود دارد که در تقابل با روایت مرسوم است. برای شروع یادآوری می‌کنیم که تعداد گونه‌های نخستی تک همسر که در گروه‌های اجتماعی بزرگ زندگی می‌کنند دقیقاً صفر است. مگر اینکه اصرار کنید انسان تنها نمونه چنین موجودی است. از میان صدها گونه نخستی، آن نخستی‌های معدودی نیز که تک همسر هستند، همه بر فراز درختان زندگی می‌کنند. ها را که کنار بگذاریم، تنها سه درصد از پستانداران و یک از ده هزار گونه بیمهرگان را می‌توان از لحاظ جنسی تک همسر محسوب کرد. در تمام جوامع انسانی مطالعه شده که به ظاهر تک همسر هستند زنا به چشم میخورد و امروزه در سرتاسر سر دنیا بیشترین عامل طلاق به این موضوع برمیگردد با این وجود همان دزدموند موریسی که فوتبالیست هایی را توصیف می کرد که با خورسندی در معشوقه هایشان با هم شریک می شوند حتی در آخرین ویراست کتاب قدیمیش میمونه برهنه اصرار دارد که در میان انسان رفتار جنسی تقریبا همیشه در قالب یک زوج دو نفری روی می‌دهد. و اینکه زنا نشان دهنده یک نقصان در سازوکار جفتیابی است اما آقای موریس باید بداند که این نقصان ظاهرا کوچک بسیار جدی است در جوامع تکمسر مجازات های شدید علیه متخلفین جنسی و کسانی که قواعد تکمسری را زیر پا میگذارند از لحاظ تاریخی به هیچ وجه نادر نیست اریک مایکل جانسون میگوید نقل قول یهودیت، مسیحیت و هندویسم در دقدقه بنیادی پیرامون جرم دانستن آزادی جنسی زنان با هم شریک هستند. پایان نقل قول جانسون ادامه می دهد نقل قول در حالی که هر مردی که با زن مرد دیگری زنا کند هر دو زانی و زانی باید بمیرند لویتیکوس بیست ده اما هر زن مجردی که با مرد مجردی آمیزش جنسی انجام دهد باید به خانه پدرش برده شود و سپس مردان شهر او را سنگسار کنند تا بمیرد سفر تصنیه 22-21 با این حال با وجود قرنها مجازات های وحشیانه همچنان زنا در همه جا بدون استثناء ادامه دارد همانطور که آلفرد کینزی در دهه 1950 اشاره کرد حتی در فرهنگ هایی که شدیدا تلاش می کنند تا آمیزش های جنسی خارج از ازدواج زنان را کنترل کنند واضح است که میزان قابل توجهی از زنان همچنان دست به آمیزش خارج از ازدواج میزنند و حتی در بعضی موارد این کار به وفور انجام می شود. دقت کنید هیچ یک از نخستی هایی که در گروه زندگی می کنند تک همسر نیستند و زنا در تمام جوامع انسانی ثبت شده است. حتی در آن جوامعی که مجازات زناکاران سنگسار است. با در نظر گرفتن این مجازات خونالود دشوار است که تک را همچنان قالب طبیعی برای گونه بدانیم. چرا باید عده زیادی آبرو، خانواده، شغل، حتی کرسی ریاست جمهوری را بابت چیزی که در تقابل با طبیعت انسانی است از دست بدهند؟ اگر تک آنطور که روایت مرسوم اصرار دارد یک ویژگی باستانی تکاملی گونی ما بود، انتظار میرفت تخلفات فعلی معدود باشد و چون این مجازات های دهشتناکی غیر ضروری گردند. هیچ موجودی وجود ندارد که برای اینکه مطابق طبیعت خود رفتار کند نیازمند تهدید به مرگ باشد. تعهد به بی تعهدی زنان و مردان امروزی از نظر جنسی دچار عقده هستند چرا که این تنها عرصه از ماجراجویی های کهن است که برای اغلب ما باقی مانده است. ما همانند میمونی در قفس یک باغ وحش انرژی خود را در تنها زمین بازی باقی مانده صرف می کنیم. در بقیه موارد زندگی انسان تقریبا به طور کامل در سیطره دیوارها، بندها، زنجیرها و درهای بسته فرهنگ صنعتی من حبس شده است. ادوارد آبی در همان حین که به بررسی دیدگاه های بدیل در رابطه با مسائل جنسی انسان پیش از تاریخ می پردازیم، به یاد داشته باشید که منطق روایت مرسوم بر دو پیشفرز در هم تنیده بنا شده است. در دوران پیش از تاریخ مادر و فرزند به غذا، گوشت و حمایتی نیاز داشتند که تنها یک مرد می توانسته برای آنها فراهم آورد. در مقابل یک زن بایستی کنترل جنسی خود را در اختیار مرد قرار میداد تا به این شکل به مرد اطمینان دهد که منابعی که مرد سرمایه گذاری می کند به فرزندان واقعی او می رسد. روایت مرسوم بر اساس این باور بنا شده است که مبادله پروتئین و حمایت همراه با تضمین قطعیت پدری بهترین راه برای بقای کودک تا سن نیست که قادر به تولید مثل شود. در این راستا داروین و نظریه پردازان متعاقب او توضیح می دهند که بقای فرزندان موتور اولیه انتخاب طبیعی است. اما نکته اینجاست اگر خطراتی که بقای فرزندان را تهدید میکرد با توسل به قواعدی وارونه به شکل مؤثرتری رفع میشد چطور اگر به جای اینکه یک مرد گوشت حمایت و جایگاهش را تنها با یک زن معین و فرزندش به اشتراک میگذاشت اشتراک گذاری امری عمومی بود چطور اگر اشتراک گذاری گروهی روش مؤثرتری را برای مواجهه با خطراتی که نیاکان ما در دنیای ما قبل تاریخ با آن روبرو بودند فراهم میکرد چطور و اگر در دنیای پرخطر آن دوران عدم قطعیت پدری باعث می شد که مردان بیشتری به کودک توجه کنند و به این شکل شانس بقای کودک افزایش می چطور در اینجا نیز ما مدعی وجود یک نظام اجتماعی اخلاق محور نجیب و شریف نیستیم بلکه این نظام وجود داشته است صرفا به این دلیل که برای مواجهه با چالش های شرایط ماقبل تاریخ مناسب تر بوده است و در یاری رساندن به افراد برای زنده ماندن تا زمانی که قادر به تولید مثل شوند مؤثرتر عمل می کرده است. این نوع زندگی اجتماعی اشتراکی به هیچ وجه مختص به انسان ها نیست. برای نمونه می توان به خفاش های خونخار در آمریکای مرکزی اشاره کرد. این خفاش ها از خون پستانداران بزرگ تغذیه می کنند. ماجرا از این قرار است که همه خفاش ها هر شب غذا پیدا نمی کنند. وقتی به قارهایشان باز می گردند، هایی که شب خوب و پرباری داشتند خون را در دهان خفاش هایی که خوششانس نبودند بالا می آورند. دریافت کنندگان چون این رفتار سخاوتمندانه محتمل است که این لطف را هنگامی که شرایط به نفع آنها برگردد به آنها بازگردانند. اما کمتر احتمال دارد که به خفاش های خون هدیه کنند که در گذشته از دادن خون سر باز زدند. همانطور که یک پژوهشگر بیان کرده است، نقل قول. کلید پردازش این اطلاعات در مغز هر خفاش توانایی او برای به خاطر سپردن تاریخچه روابطش با سایر خفاش های ساکن در غار است. مغز خفاش خونخار طوری تکامل یافته است که بتواند نیاز به حافظه قوی را برای این خفاش تأمین کند. جای تعجب ندارد که این خفاش دارای بزرگترین نیوکورتکس قشر مخ در میان گونه های شناخته شده خفاش است. پایان نقل قول امیدواریم این نکته که خفاش های خونخار برای خیشاوندان غیرخونی خود خون بالا می آورند، یا به قولی پایین می آورند بتواند شما را متقاعد کند که اشتراک گذاری لزوما عملی پرهیزگارانه و اخلاقی نیست بلکه صرفا داستان این است که برخی از گونه ها در برخی شرایط دریافتند که بخشندگی و سخاوتمندی بهترین راه برای کاهش خطرات موجود در یک محیط نامطمئن و پیش ناپذیر است به نظر می رسد انسان هوشمند هوموسیپیانس نیز تا همین زمانهای نسبتاً اخیر چنین گونه ای بوده است. مساواتگرایی سفت و سختی که تقریبا در بین تمامی گروه های گشت زن جهان یافت می شود، حاکی از آن است که در واقع برای اجداد پیش از تاریخ ما حق انتخاب ناچیزی وجود داشته است. پیتر بوگوکی باستانشناس می نویسد نقل قول برای جوامع سیار شکارچی اصر یخبندان مدل گروهی سازمان اجتماعی همراه با مشارکت اجباری در منابع در واقع تنها راه زنده ماندن بوده است پایان نقل قول از نظرگاه داروینی کاملا منطقی است که فرض کنیم انسانهای پیش از تاریخ راهی را انتخاب خواهند کرد که بهترین شانس را برای بقای آنها به همراه داشته باشد حتی اگر آن راه مستلزم مشارکت مساواتخواهانه در توزیع منابع به جای تصاحب خودخواهانه منابع باشد این برخلاف باور بسیاری از جوامع غربی امروز است که اصرار دارند تصاحب خودخواهانه منابع در سرشت انسان است در هر حال خود داروین بر این باور بود که قبیله مبتنی بر تشریک مساعی میان افراد قبیله را که از گروه افراد خودخواه تشکیل شده است از بین خواهد برد آیا ما در حال تبلیغ یک ایده احمقانه و خیالی هستیم هرگز تقریبا در همه جوامع ساده شکارچی گردآورنده که در سرتاسر سر دنیا مورد بررسی قرار گرفتند مساوات گرایی به چشم می خورد. و این جوامع همان گروه هستند که در شرایطی بسیار مشابه با آنچه اجداد ما در پنجا هزار یا صد هزار سال پیش با آن مواجه بودند قرار دارند. آنها راه مساوات گرایانه را نه از روی شرافتمندی و نجابت بلکه از آن رو که بهترین شانس بقا را برایشان فراهم می کرده است دنبال کردهاند. آنطور که بوگوگی جنبندی کرده است قطعا تنها تحت این شرایط مساوات گرایانه زندگی ممکن بوده است. به اشتراک گذاری منابع و مسائل جنسی همه افراد را در خطرات با یکدیگر سهیم کرده و به این شکل خطر را کاهش می دهد. همانطور که در جلدهای بعدی خواهیم دید این روش به این جوامع اطمینان می دهد که غذا در دنیایی که یخچال فریزر وجود ندارد هدر نخواهد رفت. تاثیرات ناباروری مردان را از بین می برد. سلامت ژنتیکی افراد را افزایش می دهد و محیط اجتماعی امتری برای کودکان و بزرگسالان برمقان می آورد. اصرار گشت زنان بر مساوات گرایی نه تنها به دلیل دلبستگی آنها به باورهای غیر واقعی و رمانتیک نبوده است بلکه به آن جهت بوده که این روش در مواجهه با واقعیت از همه راه کشاتر است. آغاز کردن از بونوبو بو. کارآمدی مساواتگرایی جنسی با مطالعه رفتار بونوباهای ماده نیز تایید می شود. ها در بسیاری از ویژگی های منحصر به فرد تنها با انسان ها و نه هیچ جانور دیگری شریک هستند. این ویژگی های جنسی پیامدهای اجتماعی مستقیم و قابل پیش بینی دارند. برای مثال پژوهش دوال نشان داده است که بونوبوی ماده در مقایسه با سایر نخستی ها از نظر جنسی بیشتر پذیراست و این باعث می شود که جدال و درگیری بین نرها در بونوبوها در مقایسه با نخستی هایی که در آنها ماده ها از لحاظ جنسی بسیار کمتر در دسترس هستند به شدت کاهش یابد. فراوانی فرصت های جنسی برای نرها ارزش خطر کردن و آسیب دیدگی ناشی از جدال بر سر یک فرصت جنسی معین را پایین می آورد. برای مثال اتحادها میان شامپانزه های نر عموماً یا به جهت دور نگه داشتن رقبا از یک ماده در حال تخمک گذاری صورت می گیرد یا برای دستیابی به موقعیتی بالاتر تا برای نر فرصت های جفتگیری بیشتری فراهم آورد. اما در بونوبا که برای نرها فرصت های جنسی فراوانی وجود دارد انگیزه اصلی یاقیگری و جنگ و جدال در حرارت ناشی از آمیزش های جنسی فراوان تبخیر می شود و به هوا می رود. این در مورد گروه های انسانی نیز صادق است. از عادات اجتماعی مرد امروزی که بگذاریم چرا باید فرض کرد که مدل تک همسری که در حال حاضر از آن طرفداری می شود برای انسان های اولیه رفتاری سازشی بوده است اما برای بونوواها در جنگل های آفریقای مرکزی رفتاری سازشی محسوب نمی است در واقع چنانچه پذیرا بودن مداوم جنس ماده انسان در زنجیر ممنوعیت های فرهنگی نبود می توانست همان نقش را ایفا کند و در نتیجه امکان افزایش اندازه گروه همکاری گستردهتر و امنیت بیشتر برای همگان میسر گردد آنطور که کریس نایت انسانشناس میگوید در حالی که الگوی بنیادین در ماده نخستی ها بله گفتنهای جنسی مقطعی در زمینه ای مداوم از نگفتنهای جنسی است در انسانها و بونوبوها نگفتنهای مقطعی در زمینه ای از بله گفتنهای مداوم قرار دارد در اینجا ما با سازگاری رفتاری و فیزیولوژیکی یکسانی روبروییم که منحصر به دو نخستی بسیار نزدیک است. با این حال بسیاری از نظری پردازان پا را در یک کفش کرده اند که این سازگاری در هر یک از این دو گونه ریشه ها و کارکردهای کاملا متفاوتی دارد. در واقع افزایش همبستگی اجتماعی احتمالا امده ترین دلیل برای ترکیب نیرومند پذیرابودن بودن گسترده و تخمک گذاری پنهان در ماده است که تنها در انسانها و بونوباها به چشم میخورد ولی به نظر میرسد بسیاری از دانشمندان تنها نیمی از این ارتباط منطقی را میبینند مثلا به این نوشته دقت کنید نقل قول تخمک گذاری پنهان ترجیح داده شده است زیرا گروهی که از چنین مادههایی تشکیل شده باشد به ثبات صلحآمیز دست مییابد که تک همسری اشتراک گذاری منابع و همکاری را تسهیل می کند. پایان نقل قول واضح است که بیشتر در دسترس بودن جنسی ماده ها چطور می تواند اشتراک گذاری منابع همکاری و ثبات صلحآمیز را افزایش دهد اما اینکه چرا تک همسری نیز باید به این لیست اضافه شود سوالی است که نه تنها پاسخ داده نمی شود بلکه معمولا هرگز پرسیده نمی شود برای آن دسته از انسانشناسان که مشتاقانه آمادگی پذیرش واقعیت های جنسی را دارند جنبه های اجتماعی مسائل جنسی به روشنی معلوم است بکرمن و ولنتاین به این واقعیت اشاره می کنند که پدری اشتراکی خطر جدال های احتمالی میان مردان را به شدت کاهش می دهد و علاوه بر این چون این جدال معمولا برای منافع طولانی مدت تولید مثلی زن نیز مفید نیستند. توماس گریگور انسانشناس که به مطالعه 88 رابطه جاری در میان 37 بزرگسال دهکده مهیناکو در برزیل پرداخته است چنین نتیجه می گیرد که روابط خارج از ازدواج از طریق تحکیم روابط میان افراد تایفه های مختلف و ترویج روابط پایدار بر پایی مهر متقابل به همبستگی دهکده کمک می کند. این تحقیقات او دریافت که بسیاری از ارشاق شیفته یکدیگر هستند و از جدایی به عنوان محرومیتی یاد می کنند که باید از آن دوری کنند. به جای اینکه شما را با دهها مثال دیگر از این آمیزش های جنسی جامعه ساز و کاهنده نزاع ها خسته کنیم این بحث را تنها با یک مثال دیگر به پایان می رسانیم. در سالهای پایانی دهه 1950 ویلیام و جین کروکر دو انسانشناس به منطقه‌ای به نام کانلا واقع در بخش برزیلی آمازون سفر کردند و برای بیش از سه دهه به مطالعه مردم این منطقه پرداختند. این دو انسانشناس توضیح می دهند برای اعضای جوامع مدرن که زندگیشان به فردگرایی استوار است حتی تصور میزانی که کانلاها گروه و, و قبیله را مهمتر از فرد می دشوار است. سخاوتمندی و به اشتراک گذاری امری مسلوب به شمار می رود و خصاصت یک گناه اجتماعی محسوب می شود. شریک کردن دیگران در دارایی ها بر احترام و اعتبار افراد می افزاید. به اشتراک مسائل جنسی نتیجه مستقیم این موقعیت است. میل به کنترل دارایی های افراد یا خود آنها نوعی خصاست و پستی به شمار می دود. در چون این شرایطی آسان است دریابیم که چرا زنان و مردان به دنبال آنند که نیاز مردان و زنانی را که آمیزش جنسی مطالبه می کردند برآورده کنند. هیچ کس آنقدر خودپسند نبود که برایش ارزای همقبیلهش از نفع شخصیش کمتر خوشایند باشد تأکید در متن اصلی اگر آمیزش جنسی با هدف غیر تولید مثلی به عنوان راهی برای ساختن و تداوم شبکه‌ای سودمند از روابط متقابل درک شود دیگر نیازی به تبیین‌های عجیب و غریب نخواهد بود برای مثال هم دیگر آنقدرها هم گیش کننده نیست همانطور که ادوارد ویلسون نوشته است هم بیش از همه شکلی از رابطه است که به واسطه تحکیم روابط انسانی با بیشتر رفتارهای دیگر جنس خواهانه همراستا و هماهنگ است. اطمینان از پدری نه تنها آنطور که روایت مرسوم اصرار می کند دقدقه جهان شمول و برجسته برای تمامی مردان در همه مکانها و همه زمانها نیست بلکه احتمالا برای مردانی که پیش از دوری کشاورزی و در نتیجه بدور از نگرانی های مربوط به نگه داشتن داراییها ها در تبار پدری زندگی می کردند اساسا مطرح نبوده است. پایان فصل ششم